کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطنه بخش دهم ده دور از خراسان از مرکز به من که نماینده دوره چهارم مجلس شورای ملی بودم پیغام رسید که چون مجلس افتتاح شده است فورم به تهران حرکت نمایم من قبل از حرکت به طرف تهران تصمیم گرفتم سری به سیستان زده از حوزه انتخابیه خودم دیدن بکنم و به این جهت آزم سیستان شدم و از نزدیک با موکلین خود تماس گرفتم و برای اصلاح امور سیستان با رؤسا و محترمین سیستان مشورت نمودم. نکته که لازم است سریعا عرض بکنم این است که من اگرچه در میان مردم سیستان طرفداران بیشماری داشتم و هنوز هم مردان کهنسال سیستان خدمات مرا از یاد نبرده هم. ولی نمیتوانم از این اعتراف بگذرم که همیشه و در هر موردی از پشتیبانی امیر شوکت الملک علم برخوردار بوده و مورد حمایت او بودم. باری بوسری به هر حال پس از شام روز دوباره به مشهد بازگشتم تا وسایل حرکت به تهران را آماده نمایم. اما وقتی به مشهد رسیدم ناگهان کلونل پسیان را برافروخته و خشمگین یافتم. از او دلیل ناراحتیش را پرسیدم. او با نگرانی گفت: آقای قوام سلطنه به دارایی دستور دادند یک دینار به جاندارمری خراسان پول نپردازد من نمیدانم تکلیف من با این سه سوار و 500 نفر جاندارم گرسنه چیست از طرفی آقای قوام مسیو دوبوا پیشکار مالی خراسان را هم بر کنار نموده است و او نتواند به ما کمک نماید و من خیلی ناراحتم وقتی قیافه افرادم را نگاه میکنم از خجالت آب میشوم راستی چه باید کرد او سکوت کرد و من در میان سکوت او هزاران غم آمیخته به عسیان و خشم را خواندم آن روز را تسلی دادم و سپس راه افتادم و با هزار جان کندن مبلغی از حاجی سبزواری قرض کردم و آن مبلغ را بین جاندارم ها تقسیم نمودیم تا بتوانیم به تدریج چاره برای بیمهری آقای قوام و سلطنه بله همه کارها را سر و سامان داده بودم تا قبل از افتتاح مجلس خودم را به تهران برسانم و شاید بتوانم بجز آقای قوام السلطنه به سایر رجال و درباریان بفهمانم که اوضاع خراسان تا چه حد رقت بار و بحرانی است که ناگهان نامه محرمانه از تهران برایم رسید که خوشکم زد در آن که از دوستان بسیار نزدیک من که دستش در سیاست بند بود برایم نوشته بود که آقای رئیسالوزرا خواب بدی برای خراسان و کلونل پسیان دیده است و تو هم صلاح نیست که به تهران بیایی زیرا آقای قوام ادعی از اشایر را تحریک نموده است که تو را در بین راه بکشند من وقتی آن نامه را خواندم مدتی به فکر فرو رفتم و با خودم اندیشیدم که چرا آقای قوام و سلطنه میخواهند مرا بکشند چرا آقای قوام و سلطنه میخواستند مردی شریف و دانشمند همچون کلونل پسیان را معدوم نمایند چرا و اگر مرد میدان بود چرا آن مرکزیان قوی پنجره را که محبوسش ساخته بودند آزار نمیرساند چرا جرأت نداشت آنان را از میدان بدر کند چرا همه یک کوشش و تلاش بی را صرف از بین بردن جوان بی نظیری که فقط دستور مرکز را انجام داده ساخته بود؟ راستی چرا؟ من میخواهم به طور کلی درباره قوام و سلطنه سکوت کنم یا کمتر چیز بنویسم زیرا نمیخواهم پشت سر مردی که دیگر در میان ما نیز حرف بزنم و اگر چیزی هم گفتم همیشه جانب احتیاط را رعایت نمودم اما امروز دلم میخواهد که برای بعضی از مردم مرده پرست ما که مرده شمر یا غیر شمر برایشان فرقی نمی کند آنچرا که باید بنویسم اگر قرار باشد کسی به خاطر تاریخ و روشن شدن زوایای مجهول آن درباره یکی از قهرمانان معروف معاصر حرفی بزند آن کس یا من هستم یا معدودی دیگر که با او سر و کار داشتند من دوست او بودم دشمن او بودم همکار او بودم وزیر او بودم وکیل مجلس او بودم و سالهای سال با او سر و کار داشتم اگر در مورد او خلاف میگویم می, گویم، می توانن این خلاف را ثابت کنند این که نمی شود در حاشیه ایستاد و یکی را چرچیل و دیگری را فیدل کاسترو و آن دیگری را هیتلر نامید تاریخ یک مملکت چقدر بایستی توهی باشد که آدمی بیاید برای تاریخ خیش و یا به جهت انباشتن ذهن خود برای خودش قهرمان بسازد چه کسی هست در این مملکت که نداند وقتی به خاطر سی تیر اموال قوام و سلطنه را توقیف نموده بودند فقط من بودم که در مجلس سنا در این بار مخالفت نمودم و گفتم که اموال کسی را بدون محاکمه مصادره نمی نمایند آقای مشایخی زنده هستم و خانم آقای قوام مسلطنه هم زنده هستم و می توانند شهادت بدهم که وقتی به او خبر دادند مجلس تصمیم گرفته است اموال او را مصادره نماید او گفت با بودن فرخ در سنا دیگر کار تمام است اما وقتی که شنید فقط فرخ در مقابل مجلسیان مقاومت کرده و از اصول پیروی نموده است به شدت منقلب شد و در دم مرگ چند بار توسط خانم خود و لسان الملک از من تقاضا نمود که قبل از مرگ یک بار دیگر او را ببینم باز هم تکرار میکنم که آن روز من و او وقتی چشممان به یکدیگر افتاد هر دو ناراحت شدیم و اشک در چشمهایمان حلقه زد او داشت مرد آن مرد طوفانی و بی آرام داشت میمرد و من اعتراف میکنم که من نیز منقلب و افسرده بودم بگذاریم از آنکه که آن روز چه بر من و او گذشت و چه ها گفته شد زیرا بعدها به آنها اشاره خواهم کرد اما من مجبورم حقایق تاریخی را بنویسم تاریخی را که من در لحظات آن میزیستم و زندگی میکردم پس اگر صاحب وجدانی سالم باشم دیگر دشمنی و دوستی فلان رجل برای من مطرح نیست ممکن است صلاح ایجاب کند که در مورد یک فرد سکوت نمایم اما هرگز در مورد کسی سخن نادرست نگفته و نمیگویم و شاید به همین جهت است که اکنون تصمیم گرفتم صریحا شما خوانندگان را به داوری بکشانم به داوری درباره قوام السلطنه پس اکنون ترازویی بگیریم و مشغول کار بشویم قوام السلطنه چندین صفت و هنر خوب و چندین عادت و اخلاق ناپسند داشت او خط خوشی داشت و منشی چیر دست و لایقی بود. سیاستمدار شجاع و با تدبیری بود. زود تصمیم می گرفت و بدون تزلزل تصمیم خیش را به مرحله عمل می گذاشت. از لحاظ سیاست داخلی همیشه مبتکر و زیرک بود. او در امر سیاست خاصی که باید آن را سیاست ملوک و توایفی نامید استاد بود. خوب میدانست که چگونه بایستی فلان خان را به جان خانه دیگر انداخت و سپس سر هر دو را برید و حکومت نمود. اینا خوبیش. اما رسیدیم به بدیهایش. او مردی مقرور و پرمدعا بود. مال دوست بود. دستش کج بود. کین توز بود و خیلی هم کین توز بود. همانقدر که در نقش سیاست ملک توایفی بی نظیر بود. در کار سیاست خارجی بی اطلاع بود. با هر سه دولت قوی خارجی چنان مقازله می کرد که گویی با فلان خان قوچانی این بود که زود زمین می خود و سپس دولت های بعدی می بایست همیشه کفادی گناهان او را می پرداختند برادرش مرحوم وسوق و دوله بارها گفته بود که وقتی پدر ما مرد از او فقط یک جلد قرآن به ما رسید که من سهم خودم را به قوام و سلطنه بخشیدم خب آدمی که ثروت پدری نداشت چطور در عرض سه سال والیگری در خراسان توانست آن همه ثروت و مال جمع بکند آیا کسی هست که نسبت به دست کجی چنین آدمی کوچکترین شکی داشته باشد من میگویم او کینه توزی را به حد یک بیماری خطرناک و وحشت رسانیده بود آیا کسی از ادعا بکند که او حق داشت پس از کشتن جوان ناکامی مثل کلونل پسیان قبر او را نبش کرده استخانهای او را جابجا جا نماید من میگویم او در مقابل اشخاص خوش سابقه و باسواد احساس حقارت میکرد و این حقارت باعث میشد که او دست به تسکین آن بزند آن هم به وحشت انگیز ترین نوع و طرز ممکن آیا کسی از ادعا بکند که او به درستی جهانشاه خان را بر علیه حاجی علی رضا گردوسی شورانیده و باعث گردیده بود که آن مرد را کشته و همه زندگی او را به قارت ببرم. راستی یا کسی هست که بگوید نه اینطور نیست و و مسلطن حق داشته است. راستی کسی هست؟ اگر هست صدایش را بلند کند جواب بدهد بدون که انصاف را فراموش کند و یا خدای نکرده بدون که در زمان صدارت جناب اشرف جواز چوب و برنج و قماش و غیره گرفته باشد. من قول دادم که آنچه را در آخرین دیدار بین من و او گذشت بنویسم او در دم آخر حیاتش از خودش دفاع هم کرده بود ولی اینها را میگذاریم برای بعد و به موقع از آن یاد خواهیم کرد نوشته بودم که قوام برای کلونل پسیان خواب بدی دیده بود و تصمیم داشت مرا نیز در بین راه مشهد و تهران از بین ببرد پس با این حساب ما ناچار بودیم که تکلیف خودمان را با او که رئیس دولت بود روشن کنیم و شروع به کار کردیم اولین اقدام کلونل پسیانین بود که بدون توجه به دستور قوام السلطنه بار دیگر مسیو دوبوا را به سمت پیشکاری مالیه خراسان منصوب نمود بدون آنکه نزد و سلطنه بتواند کوچکترین اقدامی برخلاف مسلحت کلونل بکند و از این تاریخ من مشخص شد و ما ناچار شدیم سرنوشت خیش را در آن روزگار پلید و انسانکش تعیین نماییم سرنوشتی که مجهول و تاریک بود اما دست کم مردی پیشا پیش ما حرکت می کرد. که به قایت درست و انسان و فداکار بود و این خود ما را به آیند و امیدوار می ساخت قول ایلیاتی اوزا چنین می نمود که آقای قوام و سلطن مسمم هستند دست از همه امور مملکتی کشیده تمام نیروی خیش را صرف در هم پاشیدن کلونل پسیان و سازمان ژاندارمری او نمایند و کاملا روشن بود که او همه مسائل مهم کشور را کنار گذاشته در به در به دنبال تسکین کینه عمیق و کهنه خیش است اما وقتی دید که با قطع حقوق ها نتوانست از کلونل را مفتزه کرده از میدان به در کند چاره دیگری اندیشید ناگهان خبر یافتیم که رئیس الوزرا سمسام و سلطنه را به سمت والی خراسان منصوب نموده و به او تکلیف کرده که با سواران خیش به طرف خراسان حرکت کرده و امور ایالت را به دست بگیرد بله آقای قوام مایل بودند که حتما سواران مسلح سمسا مسلطن نیز پیشا پیش خان خیش به خراسان حجوم بیاورم چرا؟ راستی چرا؟ لابد خودتانم میتوانید توانید بزنید اما کلونل به محض شنیدن این ماجرا فورا به والی جدید پیغام فرستاد که قربان تبریک میگویم. بسیار انتصاب به است اما لزومی ندارد که شما سواران خیش را به شهر آورده باعث وحشت مردم بشوید علل خصوص که ما در اینجا به حد کافی قوا داریم و می توانیم اینها را در اختیار شما بگذاریم تشریف بیاورید و هر چه زودتر ما را مفتخر نمایید این پیام خان بختیاری را منقلب نمود چون او میدانست که قوام السلطنه با دست او میخواهد قمار بزرگی را شروع کند و همچنین چون از جوانمردی و پاکی کلونل پسیان داستانا شنیده بود ناچار برای کلونل پیغام فرستاد که عزیزم من بی نهایت به شما علاقمندم و شما را می صدایم محال است از ناحیه من گزندی به شما برسد به شما قول می دهم قول ایلیاتی شش کلونل به سوی خراسان آن روز به کلونل پسیان اطلاع دادم که این بار آقای قوام و سلطن خواب بدی برای شما و من دیده است زیرا خبر یافتم که کلونل گلروپ رئیس جاندرمری ایران به اتفاق پنج کلونل ایرانی و سی نفر جاندارم تهرانی به سوی خراسان حرکت کردن کلونل پرسید منظور اینها از آمدن به خراسان چیست؟ گفتم آقایان نقشه خطرناکی در پیش دارند اینها میخواهند به محض ورود به خراسان شما را در اتاق خودتان توقیف کرده سپس با عده کلونل ها قوای خراسان را در دست گرفته بعد شما را تحت به تهران بفرستند کلونل به شدت ناراحت شد و به فکر فرو رفت و چیزی نگذشت که اسماعیل خان بهادور معمور شد با نفرات خودش به طرف شریف آباد حرکت نموده مراقب اوزا و احوال باشد و آن روز به محض ورود فرمانده کل قوای ژاندارمری ایران به شریف آباد ناگهان اسماعیل خان بهادر او و دیگر کلونل ها را محاصره نمود و سپس همه را توقیف کرد و بعد در انتظار دستور کلونل پسیان ماند اندکی بعد کلونل پسیان شخصا به شریف آباد آمد و سپس هفت کلونل هفت کلونل خشمگین و نگران در مقابل یکدیگر قرار گرفتم. کلونل پسیان به محض دیدن کلونل گلوروف گفت می توانم از جناب فرمانده کل قوای ژاندارمری ایران بپرسم در خراسان چه اتفاقی افتاده است که شما با پنج کلونل ایرانی و سی ژاندارم تهرانی به سوی خراسان حرکت کرده اید کلونل گلوروف سکوت کرد آنگاه کلونل پسیان گفت آقای فرمانده شما برخلاف اسلاف خودتان موجودی بینهایت ترسو، خائن، مزدور و پیش پا افتاده هستید. من به شاگردی جنرال یالمارسون که پدر جاندرمری نوین ایران است افتخار می کنم و همه وقت او را می ستایم. اما میدانم که او و امثال او از اینکه شما هم وطن او هستید ننگ دارند. از شما میپرسم آقای فرمانده کل قوای ژاندرمری مگر شما به من دستور نداده بودید که آقای قوام و سلطنه را توقیف کرده او را به تهران بفرستم اکنون چرا به فرمان همان زندانی گناهکار به خراسان آمده و میخواهید حاصل همه زحمات مرا بر باد بدهید چرا سکوت عمیق و آمیخته به احترامی کلونل های ایرانی را فرا گرفت و کلونل گلروب سرش را پایین انداخت کلونل پسیان دوباره ادامه داد من با هزاران خون دل آنچنان سازمان ژاندارمری در خراسان به وجود آوردم که شما نظیر آن را در هیچ کجای کشور نخواهید دید حالا چه شده است که آمدید این سازمان سالم و درست را از هم بپاشید آیا شما اید که آمده اید حاصل زحمات مرا نابود کرده به جای تشویق مرا زندانی کنید یا اینکه یک مرد مفلوک و عجیر شده و بی ایمان هستید حرف بزنید آقای کلونل بگویید گناه من چیست بگویید من جز خدمت به مردم خراسان چه گناهی مرتکب شده ام؟ آیا یادتان رفته است که شما با این تشکیلات عریض و طویل جاندرمری و این آقای نخست وزیر در زمان والیگری خیش هرگز نتوانسته بودید چند راهزن و یاغی معروف خراسان را نابود کنید؟ و همیشه جاندارمهای اعزامی شما مواجه با شکست می شدند و لخت او از دست این راهزنان فرار می کردند؟ آیا یادتان رفته است که تاکنون سر چند صد ژاندارم بیگناه ایرانی را به خاطر جنگ با این اشرار بر بار داده اید آیا اکنون شهامت دارید که بروید از مردم خراسان بپرسید که راهزنان و جنایتکارانی مثل خداوردی، اللهوردی، دین محمد، مرسل و دیگران کجا رفته و سرنوشت آنان چگونه شده است؟ نه، مسلما نه، شما شهامت این کار را ندارید زیرا میدانید که مردم خراسان با غرور به شما خواهند گفت که کلونل پسیان با چند حمله شدید همه آنان را دستگیر نمود و پس از محاکمه صحرایی تیربارانشان کرد بله حالا شما آمده اید تا مزد خدمات مرا بدهید خب تقصیری هم ندارید وقتی رجال ما دلشان به حال مملکت و ملت خیش نسوزد شما که یک افسر خارجی هستید جای خود دارید به هر حال بروید و از نظرم دور شوید که من از نامردی و خیانت متنفرم متعاقب این احوال کلونل ها یکی پس از دیگری از مقابل کلونل پسیان دور شدند فقط کلونل زرقامی از کلونل پسیان اجازه خواست که حالا که به خراسان آمده هم اجازه بفرمایید به زیارت آستانه رفته سپس به تهران مراجعت نمایم. نیرنگی دیگر به محض که کلونل گلورو و سایر کلونل ها به تهران رسیدم آقای قوام و سلطن نیرنگ دیگری به کار برد که من فورا توسط نامه محرمانی یکی از دوستان مطلع شدم این دوست نوشته بود که آقای قوام و سلطن تصمیم گرفته است به زودی پیشنهاد جالبی به شما بدهد او میخواهد حقوق دو سال آقای کلونل پسیان و شما و اسماعیل بهادر را بدهد و شماها ایران را ترک بکنید و چون می ترسد که شما قول او را باور نکنید لذا تصمیم گرفته است که جنرال کنسول انگلیس در مشهد را واسطه این کار نماید من این ماجره را برای کلونل پسیان تعریف کردم و او گفت بله و گویا قوام سلطنه تصمیم گرفته است که این بار با دست پر پشت میز بنشیند مگر نمی بینید که انگلیسی ها دارن تحریکاتی در داخل شهر می کنن. گفتم چرا من هم شنیدم. او گفت با این حساب می خواهد آنقدر فشار بیاورند تا پیشنهاد آنها را به اجبار بپذیریم. در این موقع اعلا حضرت رزاشاه فقید که در آن زمان وزیر جنگ ایران بود به کلونل پسیان پیغام داد که هزار قبض توفنگ برای تهران روانه نماید. کلونل نیز بدون چونه چرا پذیرفت و هزار قبض تفنگ برای وزیر جنگ ارسال نمود. خوب یادم می آید که یکی از دوستان به کلونل پسیان ملامت نمود که چرا اسلحه به دست وزیر جنگ دادی؟ آیا فکر نمی کنی که ممکن است روزی با همان اسلحه به سراغ تو بیایند و تو را متلاشی کنند؟ کلونل گفت نه این درست نیست زیرا من که یاقی یا دربار یا وزیر جنگ نیستم من فقط به قوام و سلطن اعتماد ندارم زیرا او مردی کی نتوزه است و همه تلاش او این است که مرا نابود نماید بانگهی به جوان مردی وزیر جنگ ایمان دارم زیرا قبلا در جبههی با او برخورد کردم و او را به خوبی شناختم زیرنویس و کلنل پسیان کلونل پسیان نقل کرده است ما با روزهای تزاری که دشمن مشروطیت و مشروط خواهان ایران بودند در حال جنگ بودیم و مدتی گذشت تا بالاخره توانستیم آنها را در همدان شکست داده و تار و کنیم روزی در اتاق نشسته بودم و داشتم نهار میخوردم که ناگهان گماشته ام آمد و خبر داد رئیس اتریاد قزاق آمده است لحظه بعد مرد بلند قامت و چهارشانهی وارد اتاق شد و بی اختیار به نهار من که عبارت از نان و پنیر و سبزی بود خیره گشت و به فکر فرو رفت بعد گفت من مدت هاست که از مرکز دورم میل دارم چند روزی به تهران بروم من گفتم میل دارم به من قول بدهید بعد از این با ما همکاری نمایید او گفت من سربازم چه بهتر که با سربازان دلیل کشور در یک صف بجنگم بقیه زیرنویس از قول نویسنده روزها گذشت و روزگار هم محمد تقیخان پسیان به اروپا رفت و سالها در آنجا تحصیل کرد و سپس به ایران بازگشت و کلونل پسیان شد و بعد این جوان غیرتمند و عزیز به دست عمال قبا مسلطن ناجوان مردانه کشته شد روزی که او را کشتم سردار سپه در تاکستان قزوین بود آن روز قبل از همه سرلشکر خدایارخان از این خبر مطلع گردید صفه حاضرین را شکافت و سپس خیشتن را به سردار سپه رسانید و با شادی گفت قربان تبریک عرض می کنم سردار سپه لحظه ای او را نگاه کرد و گفت چرا؟ مگر چه شده؟ او گفت قربان خبر یافتم که کلونل پسیان کشته شده و سر او را بریدند سردار سپه نگان یکی خورد و رنگش قرمز شد و به سختی براشفت. به طوری که همه حاضرین از ترس دست و پایشان رو گم کردن و سرلشکر خدایار بیش از همه مستره به نظر می رسید سردار سپه را با آن قامت بلندش در مقابل خیش یافت که فریاد می کشید. ببینم مرد سرباز آدم آیا مرگی یک افسر وطن پرست و دلیر تبریک دارد؟ و این نیز گذشت تا آنکه مرکزیان تصمیم گرفتند که افسران وفادار کلونل پسیان را پس از مرگ آن شهید بزرگوار محاکمه کنند. ماجور اسماعیل خان بهادور افسر وفادار و درستکار کلونل پسیان، پای میز محاکمه بود و همه چیز گواهی میداد که به زودی او را تیرباران خواهند کرد. اما درست در همان لحظات مکاتبات و مدارک کلونل پسیان به دست سردار سپه افتاد و او پس از مطالعه آنها به شدت متأثر شد و اشک در چشمانش حلقه زد و متعاقب این احوال بود که تلاش کرد ماجور اسماعیل خان بهادر را از مرگ نجات داده و از این مهمتر این افسر فداکار را مجددا به ارتش دعوت نمود دنباله مت و این خود میرساند که ما تا چه حد نسبت به مرکز خادم بودیم و آقای قوام السلطنه و, و یاران او تا چه اندازه نسبت به ما ظالم و بیگذشت یک روز گزارش عجیبی به دست من رسید این گزارش محرمانه نشان میداد که دشمنان در حال تدارک قوا و ایجاد نقشه های شومی علیه ما هستند آن روز کلونل پسیان برای سرکشی به قوای ژاندارمری به جنوب خراسان رفته بود عده ای از طرفداران انگلیس در مشهد مبلغی پول به یکی از افسران ژاندارمری داده بودند که او دست به ای علیه ما بزند این افسر عبدالله بربری نام داشت او به اتفاق عده از افسران و پاسبانان نظمیه و همچنین با عدهای دیگر از زنده شدگان آزستانه رزوی تصمیم گرفته بودم که مرا ترور کرده سپس دروازه های شهر را مسدود نموده و از ورود کلونل پسیان به شهر جلوگیری نمایند. نخستین خیانت آن روز وقتی به من گزارش دادند که عبدالله بربری یکی از افسران ژاندارمری پول هنگفتی از جنرال کنسولگری انگلستان در مشهد گرفته تا دست به توتعه ای بزرگ بزند بی اختیار سر جایم خشک شدم زیرا هرگز تصور نمی کردم که ممکن است افراد کلونل نیز روزی به او خیانت نموده از پشت به او خنجر بزنند اما چاره ای نبود میبایستی این خبر تأثر انگیز را باور نمود و ناچار در قیاب کلونل فورا تصمیم گرفتم بلافاصله با عده ژاندارم به اداره شهربانی رفته و همه افسران و افرادی را که نامشان در آن گزارش محرمان ذکر شده بود بازداشت کردم و چیزی نگذشت که آنها اعتراف نمودند که عده از اعضای سابق آستانه قدس رضوی نیز با آنان در این توطعه دست داشته به هر حال هر طور بود این توطعه را در نطفه خفه کردم تا کلونل پسیان از راه رسید. بعد از این ماجرا ناچار شدیم که هر دو در یک محل و در یک ساختمان کار بکنیم و تقسیم کارمان نیز بدین گونه بود مرحوم کلونل پسیان به امور نظامی ایالت رسیدگی میکرد و من نیز به امور کشوری با این کیفیت دیگر چاره ای نبود جز آنکه در مقابل قوام و سلطن ایستادگی نماییم زیرا او نه با ما سر آشتی داشت و نه میگذاشت که حرف حسابمان به گوش احمد شاه برسد بنابراین راهها را بر روی ما بسته بود و اگر راهی وجود داشت قیام بود چون در غیر این صورت هیچ گونه مفردی برای رهایی از چنگال قوام و سطن موجود نبود و بدین گونه ما نقشه دیگری آغاز کردیم و نقشه که اکنون پس از سالها توسط من فاش می شود چنین است کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات سیاسی فرخ بخش یازده نقشه ما آن روز که همه درها با دست قوام و سلطنه بر روی ما بسته شد و کسی در مرکز حاضر نشد که به خاطر دوستی با ما با قوام و سلطن دشمنی آغاز کند من و کلونل نشستیم و پس از مدت فکر کردم به این نتیجه رسیدیم که اقلا دست روی دست نگذاریم و خودمان را تعمه رئیس نکنیم زیرا اگر او را نمی او که در صدد کوبیدن ما بود ما را در هم می شکست. از طرفی به واسطه سهلنگاری مرکزیان از کمک آنان نیز قطع و امید کرده بودیم با خودمان می که سید زیادین کاری کرد و آن کار ناتمام گذاشته شد و آنچه را هم که رشته بود پنبه کردند پس دیگر سید زیاد نبود که ما را یاری دهد و اما راجع به سردار سپه ما از نقشه سردار سپه هیچ اطلاعی نداشتیم خیال می کردیم اونیز وقتی به وزارت رسیده و با سایر رجال دوست شده روحیه انقلابی خیش را از دست داده زیرا از او دور بودیم و نمیدانستیم او چه کار خواهد کرد و با این رجال فاسد چگونه رفتار خواهد نمود و این سردرگمی ما را مدتی بلا تکلیف نگه داشته بود تا آنکه بالاخره تصمیم گرفتیم دست به کودتای دوم بزنیم کودتایی که با آن بتوانیم دست کم قوام و سلطنه را ساقط نموده و او را از ریاست دولت بر کنار نماییم. در این موقع به دنبال یک نخست وزیر لایق می گشتیم. وزیری که اگر لایق هم نمی بود لاقل از موقعیت مناسب و حسن شهرت فراوانی نصیب داشته باشد و در این حال و روزگار بودیم که تقدیر مردی را به ما نزدیک نمود و مرحوم زهیر الاسلام واسطه این نزدیکی شد این مرد که از رجال خوشنامان روزگار بود کسی جز مرحوم مشار الملک نبود مشار الملک وزیر دربار احمد شاه بود و با قوام السلطنه نیز چندان نظر خوشی نداشت و زهیر الاسلام نیز واسطه این نقشه ها بود منتها سعی می که این نقشه ها حد مقدور مخفی مانده و کسی از آن اطلاع حاصل ننماید و نقشه اصلی چنین بود کلونل پسیان تصمیم گرفت تهران را فتح کند قرار گذاشته بودیم که کلونل پسیان ادهی از جاندار را تحت فرماندهی من در خراسان بگذارد تا من وضع ایالت را حفظ نمایم و او با لشکر خیش به تهران رفته قوام السلطنه را توقیف و حکم نخست وزیری مشار ملک را از احمد شاه بگیرد و متعاقب این نقشه ما مقدمات کار را فراهم نمودیم و مرحوم مشار ملک نیز در انتظار ورود قوای کلونل شد و اعتراف می کنم که فقط یک مسئله برای ما مجهول مانده بود و آن عقیده سردار سپه بود حتی هنگامی که منقشه خیش را به مرحله عمل نزدیک کرده بودیم یکی از افسران مورد احترام و اعتماد ما آن روز خطاب به کلونل گفت که ای کاش شما برای تهران اسلحه نمیفرستادید زیرا همین هزار قبض اسلحه ممکن است باعث تأخیر در نقشه بشود و ممکن است سردار سپه به خاطر قوام و سلطنه مقابل ما ایستادگی نماید کلونل در جواب گفت نه فکر نمی کنم سردار سپه به خاطر قوام با ما بجنگد این کار به عقل جور در نمیآید. من نمیتوانم باور بکنم افسر ارشدی که با روحیه انقلابی روی کار آمده و در آغاز کار با سید زیاد دین تبا تبایی کنار آمده و به محض به دست گرفتن قدرت آدمهایی نظیر قوام و خود قوام را توقیف کرده اینک به خاطر قوام و سلطنه با ما ستیز آغاز کند بله شاید حسابان افسر رشید و وطن پرست درست بود زیرا ما هرگز نتوانستیم بدانیم که در آن حادثه احتمالی روش سردار سپه با کلونل پسیان چگونه می بود زیرا بار دیگر به ما خیانت شده بود و شاید تقدیر نمیخواست که آن کار سر بگیرد به هر حال در مورد این حادثه عجیب و تکان دهنده نمیتوانم به طور سریح داوری کرده نظر خود را شهر بدهم فقط آنچه که گذشته است میگویم و شما در قضاوت مختارید بله گفته بودم که مرحوم زهیر الاسلام رابطه بین ما و مرحوم مشارالملک بود و برای برقراری و نزدیکی روابط حسنه در بین ما واقعا جدیت میکرد. اما این مرحوم چنان که می با مأمورین انگلیسی و یا ایادی آنان نیز دوستی داشت. من نمی گویم که او به ما خیانت کرد. نه. زیرا عوامل خیانت و همچنین موقعیت او برای شروع یک خیانت بزرگ و حراسنگیز آماده و یا مناسب نبود. مخصوصا که او با قوام سر جنگ و عداوت داشت چون قوام او را نیز به شدت آزرده بود من میگویم که مرحوم زهیر الاسلام جهالت کرد او خواست برای نهزت جوان ما پارتی و پشتیبانی بسازد به همین دلیل بدون اینکه از ما کسب تکلیف کرده باشد با انگلیسی ها تماس گرفت و جریان را برای آنها تعریف کرد و سپس از آنها خواست که ما را یاری بدهند چه خوش باوری و چه ساده دلی این جهالت زهیر الاسلام همه چیز را برباد داد ناگاهان سرنوشت قیام عوض شد و شد آنچه که نمی بایست می شد. زیرا برخلاف نظر آن مرحوم انگلیس ها به محض آنکه از قضايا مطلع شدند فورا قوام السلطنه را در جریان کار گذاشتند و حتی به او کمک نمودند که علیه ما دست به اقدامات شدید بزند اما جناب قوام السلطنه مثل همیشه با یک تیر چند نشان زد او از این حادثه سودهای فراوان برد زیرا قبل از همه به سردار سپه گفت که مشارالملک قصد قصد شما را و مرا ترور کرده از بین ببرد نمیدانم در آن زمان سردار سپه سخنان این مرد را باور کرده بود یا نه ولی این را میدانم که بعدها از ماجرا خبر یافت و از مشارالملک ملک دلجویی ها نمود باری بگذریم قوام قبل از همه مرحوم مشار ملک را به میدان کشید و با او تصویه حساب نمود. او را تبعید کرد و در راه همدان به زور استعفای وکالت مجلس را از او گرفت. زیرا مشار الملک در آن روزگار علاوه بر وزارت دربار نماینده مجلس نیز بود و این چنین همه چیز برباد رفت و کار به جدال و سپس به قیامی دلیرانه کشید. آغاز جنگ های خونین پس از افشا شدن آن نقشه مخفی قوام سلطنه و جنرال کنسول انگلیس در مشهد و دی دیگر از یاران ایشان مشترکن بر علیه ما وارد نبرد شدند شبها هر کاری می کردیم از تلگراف استفاده بکنیم به قول معروف سیم راه نمیداد. این حادثه ی عجیب و مرموزی بود ممکن بود کارهای ما را فلج نماید یک شب در تمام نقاط حساس ژاندارم گذاشتیم تا علت قطع تلگراف را بدانیم اما پس از مختصر کاوش دریافتیم که سیم ها عیب و علتی ندارند و اشکال فنی در بین نیست پس چرا مخابره با تهران صورت نمی گرفت؟ لابد می توانید حدس بزنی. بله آقای نجومی رئیس تلگراف خارجه هر روز اول غروب سیم را به کنسولگری انگلیس وصل می کرد که دیگر اداره ایالتی نتواند با جایی تماس داشته باشد. رفتیم به سراغش تا دستگیرش کنیم اما ایشان طبق عادت به جنرال قنسولگری پناه برد و در آنجا متحسن شد و درست در گرما گرم این نوع جدال های کوچک بودیم که ناگهان یک روز کلونل پریدوکس جنرال کنسول انگلیس در خراسان از کلونل پسیان وقت ملاقات خواست و تاکید نمود که چون کار مهمی دارد بایستی خیلی فوری این ملاقات انجام بگیرد من و کلونل که قبلا از موضوع این ملاقات توسط نامه یکی از دوستان که از سرا نوشته شده بود آگاه بودیم قبلا با هم مذاکره کرده و در آن روز تاریخی وقتی کلونل پریدوکس وارد مذاکره با کلونل شد به اصطلاح دست کلونل پر بود و با آن پیشنهاد کذایی قافلگیر نکردید. آن روز کلونل پریدوکس به محض دیدار کلونل پسیان گفت من از طرف دولت شما مأمورم خبر ما هم میرا به شما برسانم. کلونل پسیان گفت خواهش میکنم من گوش کنم. کلونل پریدوکس گفت آقای قوام السلطنه به شما و آقای فرخ و آقای اسماعیل خان بهادر پیشنهاد می کند که حقوق دو سال خودتان را نقدم بگیرید و ایران را ترک نمایید و حتی چون احتمال می که شما به قول آقای رئیس دولت اعتماد نکنید از این جهت واسطه این معامله من شدم تا خیال شماها راحت شود. <التصال> کلونل پسیان گفت بسیار خوب پیشنهاد بدی نیست شاید به این ترتیب از جنگ و خونریزی هم جلوگیری بشود اما با یه سی روز به من مهلت بدهید تا به حساب رسیدگی بشود کلونل پریدوکس گفت نه مهلت لازم نیست با خیلی سریع تصمیم بگیرید و فورا مشهد را ترک نمایید کلونل پسیان جواب داد من مدتی حاکم نظامی این شهر و این استان بودم و که می بایستی دقیقا به حساب کتاب من رسیدگی بشود زیرا در غیر این صورت بایستی بعدها منتظر انواع و اقسام تهمت ها باشم خواهش می کنم قبل از هر گونه توافقی بیایند به حساب ها رسیدگی کنند کلونل پریدوکس با اینکه یک افسر انگلیسی کار بود و همه عمرش را در مستعمرات گذرانده بود دست به اشتباه بزرگی زد آن روز بدون آنکه رعایت حال کلونل پسیان را کرده باشد گفت ببینید آقای کلونل اگر آنچه که میگویم عمل نکنید و اگر فورا این استان را ترک ننمایید من بلافاصله به اشایر دستور میدهم که به شما حمله کنند در این لحظه ناگهان رنگ کلونل پسیان مثل گچ سفید شد و در حالی که از فرد خشم به شدت میل لرزید از جا بلند شد و مقابل جنرال کنسول انگلیسی استاد و فریاد کشید ببینم آقای کنسول شما حاکم این ایالت هستید یا نماینده دولت خارجی می باشید کلونل پریدوکس که انتظار این اکسل عمل را نداشت جا خورد و اندکی خودش را عقب کشید کلونل پسیان با مشت به روی میز کوفت و سپس بار دیگر فریاد کشید اگر یک قدم برخلاف قوانین حقوق بین المللی بردارید به خدا سوگند شما را تحت الحفظ از مرز ایران بیرون کرده به هندوستان روانه خواهم کرد میخواستم قیام کلونل را در نطفه خفه کنند آن روز جنرال کنسول انگلیس ناچار با عجل از اتاق کلونل پسیان بیرون رفت. او خوب میدانست که نباید افسران بی نظر و متعصب و وطنپرست پرست را به طور مستقیم آزار داد زیرا او خود نیز یکی از افسران مجرب مستعمراتی بود. پس صلاح در این دید که مثل همیشه طبق آین و سیاست منحوس استعماری انگلیس از پشت به این افسر بزرگوار و محبوب خنجر بزند. آن روز به محض آنکه کلونل پریدوکس از اتاق کلونل پسیان بیرون رفت، او برافروخته و غمگین خدا به گماشته خیش گفت فوراً برو و به تمام افسران ارشد بگو که هرچه زودتر به اتاق من بیایند. و چیزی نگذشت که همه افسران ارشد رژیمان نهم ژاندارمری کشور در اتاق کلونل پسیان حاضر شدند. کلونل در حالی که به شدت نگران و خشمگین بود در وسط آنان قرار گرفت و گفت برادران امروز وظیفه خطیری به عهده شما گذاشته شده است. وظیفه‌ای که از نبرد با هزاران دشمن سهمگینتر است. من امروز میخواهم با شماها اتمام حجت بکنم و شما هم بایستی برادرانه به من کمک بکنید. درست توجه بفرمایید. چند لحظه پیش آقای جنرال کنسول انگلیس به نزد من آمد و به من پیشنهاد کرد که حقوق دو سال خودم را یک جا گرفته ایران را ترک بکنم. من به او جواب قطعی ندادم زیرا لازم بود که قبلا با شماها مشورت می کردم. ببینید آقایان اینک دو راه برای من موجود است. یکی دلکندن از شماها و رفتن به اروپا و زندگی راحت و دیگر با شماها بودن و به خاطر حق و عدالت شمشیر زدن شما چه میگویید من کدام راه را انتخاب کنم البته میدانم که بعضی از شماها در دلتان سوال میکنید که آقای کلونل شما خودتان میل دارید کدام راه را انتخاب کنید بله این سوال جالبی است پس بگذارید نخست من رأی خودم را بگویم اگر شماها پشت من باشید من حاضرم چشم از همه مواهب دنیا پوشیده پیشا پیش شما در نقطه ای از خاک ایران بجنگم میدانید چرا؟ برای آنکه در این راه شاید همه مردم ایران به راحتی زندگی را گذرانده و از ظلم و جور راحت بشوند ولی در غیر این صورت فقط من خواهم بود که در دیار فرنگ به آسودگی زندگی نمایم نظر شما چیست؟ خجالت نکشید با سراحت تمام با من حرف بزنید امروز بدون تردید و شک با من حرف زدن بهتر از آن است که فردا با ترس و لرز پشت به من کرده رو به دشمن بیاورید سکوتی عمیق همه افسران را فرا گرفت و دینیز اشک ریختند و چند لحظه بعد همه یک جا سوگند خوردند و به قرآن مشت کوبیدند که تا آخرین لحظه دوش به دوش کلونل خواهند جنگید. آن روز افسران ژاندارمری خراسان دچار مقدسترین احساس بشری شده بودند. کلونل برای آنان معبود و منظور شده بود. آنان نه فقط نسبت به آن جوان قیور عشق میورزیدند بلکه به خدا سوگند حتی او را میپرستیدند. اما در میان آن جمع چند تن به دروغ سوگند یاد کرده بودند بله به دروغ سوگند یاد کرده بودند زیرا خواهیم دید که همین چند تن خائن و ترسو بالاخره این مرد بزرگ و پاک را به کشتن دادند بگذاریم که برای سوگواری در حق او هنوز فرصت دادیم بله آن روز افسران از او جدا شدند و هر یک به مأموریت خیش رفتند کلونل که نشعه وفاداری یاران خیش بود بلافاصله دستور داد که چند مأمور در مقابل جنرال کنسولگری انگلیس کشیک داده به دقت مراقب اوضاع باشند و متعاقب این دستور همه جاسوسان و سرسپردگان کنسولگری انگلیس را توقیف نمود جنگ جنگی خونین من و کلونل پسیان دفتر کارمان را در یک ساختمان قرار دادیم و در 24 ساعت 16 ساعت کار می کردیم. کلونل با آن همه کار غذایش نان و پنیر و گردو بود. در حالی که می توانست در فاصله چند ماه بیش از دو برابر آقای قوام و سلطنه مال و منال جمع کند. آن وقت جناب قوام می خواست یک چنین مرد شریفی را از سر راهش بردارد حق هم داشت زیرا این دو با هم از زمین تا آسمان فرق داشتند چرا به قوام و سلطنه به روسا می گفت که کلونل دشمن آنهاست و به انگلیس ها اشاره می کرد که کلونل دوست روس هاست و به احمد شاه هم پیغام می فرستاد که کلونل دشمن تاج و تخت اوست و به سردار سپه می گفت که کلونل قصد ترور او را دارد در این میان کلونل بیگناه میبایست در چندین جبه دست به مبارزه میزد بدون آنکه پشتیبانی داشته باشد. به خدا سوگم کاری را که قوام السلطنه با کلونل پسیان کرد شمر با امام حسین نکرد. هنوز چند روزی از ملاقات جنرال کنسول انگلیس با کلونل پسیان نگذشته بود که ناگاهان خبر یافتم که سولت و سلطنه پسر محمد رضا شجاع الملک هزاره در فکر تجهیز قوا علیه ما افتاده است و چیزی نگذشت که به ما خبر دادند این مرد با پنج هزار نفر سوار از طریق باخذر و فریمان حمله را شروع کرده اند و این نخستین جدال ما بود کلونل پسیان بدون آنکه روحیش را ببازد افسری شجاع و دلیر را مأمور مقابله با سولت و سلطنه نمود این افسر بیباک و قیور علی رزاخان شمشیر بود علی رزاخان یکی از افسران شریف پاک و تحصیل کرده جاندرمری ایران بود او برادر همین کلونل وزیری خودمان است یادش به که دلاوری های او بیشتر به افسانه شبیه است این افسر پرجرأت دریادل با 300 نفر سوار جاندار چنان به سپاه 5000 نفری سولت و سطنه حمله برد که آنان را جملگی به خاک افغانستان تاراند خبر پیروزی او چنان باور نکردنی و عجیب بود که مردم خراسان را دچار حیرت کرد مردم کشور ما از کلونل وزیری که بنیانگذار موسیقی نوین ایران و افسری چالاک بود خاطرات فراوان به یاد دارند اما حیف بود که برادر قیور او را چندان نمی برادری که مثل همه برادران دیگرش پاک بود و شری و شاید در پهلوانی چیزی از دیگران بیش داشت در این هنگام به خاطر آنکه از همه سو مورد حمله قرار نگیریم چند تن از خوانین قرائی مانند محمد کریم خان را به مشهد آوردم و او را داخل جاندارمری کردم و چیزی نگذشت که شنیدم سالار شجاع و زلفقار خان با ادهی سوار به طرف تربت حرکت کرده آماده حمله به مشهد هستند این بار نیز افسر شجاع دیگری به نام تقییخان کاووسی با آنها مساف داد و آنها را در هم شکست چنانکه که متواری شده به قائنات رفتند و به امیر شوکت الملک علم پناه بردند با این کیفیت کلونل پسیان در دو جنگ بزرگ پیروز شده و چنان زهر چشمی از دشمنان گرفته بود که فکر میکردیم دیگر کسی جرأت حمله مجدد به ما را نخواهد داشت اما قوام السلطنه بیکار نمینشست، با پول، با مقام، با وعده و با هزار چیز دیگر قوانین محل را تحریک می کرد که علیه کلونل بجنگند. روزی نبود که رئیس الوزرا به قوانین محلی تلگراف نکند او میخواست قیام کلونل را هرچه زودتر در نطفه خفه سازد زیرا گویی احساس کرده بود که اگر قیام خراسان تا مدت دیگر ادامه داشته باشد کابینه او سقوط خواهد نمود و به خاطر همین تلاشه مداوم بود که بار دیگر به کلونل گزارش رسید که سالارخان بلوچ و مختارخان بلوچ با تجهیزات کامل از طریق تربت هیدریه قصد حمله به مشهد را دارند. کلونل بار دیگر تقییخان کاویسی را مأمور نبرد با آنان کرد و این افسر بیباک شبانه با آنان شبیخ زد و چنان آنان را متلاشی نمود که حتی آنها فرصت نکردند مهمات و آزوقه خود را جمع کرده فرار نمایند. و آنچه که در دست داشتند به جا گذاشتند و خودشان به طرف حرات فرار کردند. در جپه های دیگر نیز وضع بدین منبال بود. سپهر با عده ژاندارم در گناباد اردو زده بود و اسماعیل خان بهادر با هفت صد نفر ژاندارم در میان دشت و در مقابل حسین آقا خان خزائی موضع گرفته بود. سردار معزز مرد بیره و ناجوان مرد دشت قوچان قرآن مهر کرده و برای کلونل فرستاده بود که خیالش از جانب او راحت باشد اما من به کلونل گفتم هرگز به قول و سوگند این مرد اعتماد نکن. پست آن سوی پست شک نیست که اگر عده خیشتن را نمی فروختند و عده پشت به جبهه نمی کردند و به کلونل خیانت نمی نمودند و او را به خاطر چند صد تومان نمی فروختند ورق به نحو عجیبی برمیگشت زیرا قوام به خاطر قیام خراسان در آستانه سقوط بود و معلوم نبود که پس از سقوط قوام اوضاع چه میشد من با مخابره چند تلگراف از امیر شوکت الملک علم خواستم که سعی نماید در حریم او جنگ و خونریزی واقع نشود و متعاقب این احوال کلونل نیز طبق پیشنهاد من به قائنات رفت تا حضورم با امیر ملاقات نماید و کلونل در قائنات بود که خبر نخستین خیانت ننگین را شنید و با عجله به طرف مشهد حرکت نمود ایرج میرزا عارف و کلونل پسیان در مشهد چه خبر بود اصر روز جمعه کلونل پسیان وارد مشهد شد نگران سراسیمه خشمگین و معذب پرسید اوضاع چطور است آیا راست است که آقایان شیرین کاشتند او را تسلی دادم و آرام کردم و همان لحظه مشاوره آغاز شد قرار گذاشتیم که دیگر کلونل از مشهد بیرون نرود و مقر فرماندهی خود را ترک نگوید و نیز بنابراین شد که به جای کلونل من و مرحوم مصباح و سلطنه برای ملاقات و مذاکره با امیر شبکت الملک علم به قائنات برویم اما با این هم احساس می کردیم که کلونل به شدت نگران و خشمگین است شاید حق داشت شاید هرگز نمیتوانست تصور بکند که ممکن است روزی یکی از آنهایی که سوگند وفاداری یاد نموده و در مقابل او مشت به قرآن کوبیده بودند به وی خیانت نمایند اما جریان چه بود؟ چگونه به ما خیانت شده بود؟ بهتر از این را بگذاریم و فعلا درباره مسائل دیگری صحبت بکنیم. مسائلی که مربوط به وضع اجتماعی مشهد و دوستان از تهران رسیده ما بود. در آن روزگار بدون شک تمام روشن فکران و آزادی خواهان ایران به قیام کلونل چشم دوخته بودند و شاید به دو دلیل یکی به خاطر نفرت از قوام و خصلت جاه طلبی و ارتجایی بودن او و از سوی دیگر به خاطر اعتقاد به کلونل پسیان و برای پاکی و درستی و غیرت و معلومات همه جانبه او. و شاید بدین سبب بود که مردم روشنفکر از اقصا نقاط ایران به مشهد روی می آوردند تا به هر گونه که ممکن است به نهزت کلونل کمک کنند مثلا مرحوم عارف قزوینی که واقعا عاشق بیقرار کلونل بود او پس از جدال نهزت مشروطیت و خستگی و سرخوردگی از آن به کلونل پناه آورده بود و همه ایدئال ها و آرمان های خیش را در وجود آن مرد نجیب ایان می دید. کلونل برای او نادر زمان بود و می توان گفت که اگر قصه مرگ کلونل در قلب این شاعر شوریده ریشه ندوانیده بود، او به آن زودی ها نمی کلونل چنان عارف را پریشان و در به در کرده بود که او جز اشک و آه کاری نداشت و پس از قتل کلونل او همیشه پشتوانه قول و قرارهای خیش را سوگندی بزرگ قرار میداد و این سوگند روح مقدس کلونل بود از عارف شوریده که بگذریم میرسیم به شاعر نامدار و توانای معاصر مرحوم ایرج میرزا ایرج معاون اداره پیشکاری مالیه خراسان بود او نیز به شدت به کلونل ارادت میورزید و از سوی دیگر چون نمایشنامی جالبی نیز علیه قوام السلطنه تنظیم کرده بود مورد بیمهری و کینه ی قوام السلطنه قرار گرفته بود وجود این عده و دیگر ادبا و روشنفکران در مشهد باعث شده بود که ما اغلب اوقات نمایشهایی نیز به جهت روشن نمودن ازهان عمومی ترتیب بدهیم و درست در یکی از همین نمایش های عمومی بود که ماجرای اختلاف عارف و ایرج پیش آمد و جریان از این قرار بود آن شب عارف قزوینی که ستاره نمایش ما بود روی سن رفت و ضمن اشعار و آوازی که خواند اشارتی نیز به شعر زیر کرد که جغد بر سر ویرانه های شاه عباس نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد و این بیت چنان ایرج میرزا را که در کنار ما نشسته و از خانواده قاجار بود ناراحت و خشمگین نمود که درست از همون شب پایه و مایه عارف نامه ایرج ریخته شد و بعدها ایرج با آن شعرها چنان انتقامی از عارف گرفت که او را عمری ملول و افسرده ساخت ایرج با همه دوستی که با عارف داشت از آن شب به بعد هر جا که می نشست می گفت بطمئن باشید که نهزت خراسان بی سر انجام خواهد ماند. وقتی از او می چرا می گفت آدمی بد قدمتر و شومتر از عارف مادر گیتی نزاده است. او در هر محفل و دستهی که پا نهاد آن دست و محفل آخرش دود شده به آسمان رفت. اگر باور نمی کنید بروی تحقیق کنید. که از دوستان روزگار مشروطیت او کدام یک زنده مانده و کدام محفل و کلوب هنوز برجاست ما سعی می کردیم ایرج را که مردی بقایت حساس و زود رنج بود بار دیگر نسبت به عارف مهربان کنیم مخصوصا باید یادآور می شدیم که عارف مهمان کلونل است و از انصاف دور است که مهمان را بیازاریم علال خصوص که مرحوم خاقا و همچین افتخاری برای نوادگان خیش به جایی نگذاشته است که تو به خاطر آن ودیعه همه عمر در سپاس و تشکر بوده سنگ آن مرحوم را به سینه بزنی ایرج می گفت پدر آدم اگر منتصب به هر زبالدانی باشد باز آدمی زورش می آید که دشنام به پدرش را تحمل کند وانگهی اینجا این همه گرفتاری و بلا هست این مرد همه را ول کرده و دوم خاقان را چسبیده چرا؟ برای اینکه به من ضرب شست نشان بدهد عارف در زمان مهاجرت با کلونل آشنا شده بود و به خاطر همین آشنایی بود که به محض شنیدن ماجرای نهضت خراسان فورا به مشهد آمده و مهمان کلونل شده بود کلونل و همه ما دوست نداشتیم که بین عارف و ایرج اختلاف باشد زیرا عارف شاعر ملی معروف شده بود و ایرج میزا نیز در شعر و شاعری مرتبتی به سزا داشت درست در لحظاتی که مرحوم ملک و بهار و کسان رئیس و تجار علیه کلونل توتعه می کردند صلاح نبود که دوتن از یاران صمیمی ما به هم چنگ و دندان نشان بدهند با بگذاریم صحبت از خیانت یاران کلونل بود و شد آنچه که نمی بایست میشد و مجریان آن خیانت ننگین چه بود؟ خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم مسلطانه بخش دوازدهم ضربتی از دوست سفارت اوزما علالمعمول معمول کیسه را شل کرده بود اما به حساب و کتاب آدمها را انتخاب می کرد و به دقت روحیه آنان را وارسی مینمود حد توقع و کفایت آنها را ارزیابی میکرد آنگاه هر یک را به معیار ارزششان می خرید. خوب هم می خرید. بعضی را ارزانتر و آن دیگری را که به قرآن مشت کوبیده و سوگند یاد کرده بود گرانتر و این معامله خطرناکی بود. تاریخ کشور ما نشان داده است که همیشه و یا اکثر اوقات مردمان دیار ما از این نوع معاملات روی گردان نبودند و آنها نیز که از معامله روی گردانیده یا نابود شده اند و یا از میدان دور گشته اند. و دیگران است که انگلیس آن زمان انگلیس این دور زمانه نبود. چنانکه که مردمان آن روزگار نیست مردمان زمان ما نیستند. انگلیسی ها زور داشتند و پول مردم ما نیز نیاز داشتند و خوف اما در آن زمان مردمان ما تماشاگر نمایش غریبی بودند. نمایش های رقت انگیزی از رجال و درباریان در مقابل سفارت این روس و انگلیس و آنچه که میگویم یک پرده کوچک از آن نمایش های بزرگ است. اجازه بدهید قبل از آن که به بازیگری جنرال کنسول انگلیس و معاملات او اشاره بکنیم دلیل ملاقات کلونل پسیان و امیر شوکتالملک ملک علم را که به تقاضای من انجام شده بود مختصرا شرح بدهم. قوام السلطنه ضمن تحریکات عدیده ای که به قوانین محلی می نمود تلگرافی نیز برای امیر شوکت الملک ارسال داشته بود که اگر حافظه ام یاری کند خلاصه آن چنین است از تهران به بیرجند جناب مستطاب عجل آقای امیر شوکت الملک علم حکمران قائنات و سیستان دام اقباله از رفتار اخیر کلونل محمد تقیخان مطلع شده و میدانید با وجود مساعی دولت در اینکه ایشان از طریق اطاعت خارج نشود حرکات بی رویه و مجنونانه خود را دوام داده بنای خودسری و تمرد گذارده است دروغ از این بزرگتر و تهمت از این بیرحمانه تر نمی شود. اردوی مرکب از پنج هزار نفر قذاق به طرف خراسان بار است باز هم دروغی ننگین تهران هزار نفر قذاق مسلح نداشت که به شاهرود بفرستد خزایی که به مشهد وارد شد و چهار هزار نفر ژاندارم مجهز کلونل را دیده بود به یکی از حاضرین گفته بود اینها اگر توف میانداختند ما را آب میبرد حسب الامر به جناب عالی مقرر می شود که محمد تقیخان نایب سرهنگ را متمرد شناخته به اقدامات و اظهارات او اعتبار ندهید. کلونل پسیان که پس از کلونل گلورو دومین دو کلونل معروف ایران بود از طرف آقای وزیر نایب سرهنگ خطاب شده است. هر کدام از افراد او به شما ملتجی شدند به آنان پناه بدهید و در غیر این صورت آنان را قل و قم اصازید. سواد این تلگراف را با سوار مخصوص به فوریت برای حاجی شجاع الملک ارسال دارید. قوام سلطنه رئیس الوزراء امیر شکت الملک مرد بزرگوار و معارف پروری بود. میدانست که قوام زور میگوید و کلونل پسیان مردی شریف و درستکار است با این همه سعی میکرد که بنا به تقاضای من یک طوری با کلونل کنار آمده راه حلی پیدا نماید اما سردار معزز بجنوردی که به کلونل سوگند وفاداری یاد نموده بود به محض وصول آن تلگراف نتوانست مانند امیر قائنات خیشتن داری نموده بد را از خوب تشخیص بدهد و به همین دلیل درست هنگامی که کلونل مشغول ملاقات با امیر شوکت الملک بود خبر حمله خوانین زعفرانلو و شادلو به سرپرستی سردار معزز باجنوردی به قوچان به کلونل رسید خب این مهم نبود خانی نقض قول کرده بود اما نگرانی و رنج کلونل از چیز دیگری بود کلونل پسیان به محض ورود به دفتر ایالتی به کلونل نوزری فرمانده قوچون قوچان برخورد و با ناراحتی به او گفت شما با شنیدن این خبرهای عجیب پست خودتان را ترک کرده در مشهد به سر میبری کلونل نوزری بهانه آورد که مدتی بی پولم و از طرفی پس از چندین ماه همسرم به مشهد مشرف شده آمدهام که او را ببینم کلونل پسیان گفت این بهانه بیاهمیت است و متعاقب این حرف بلا فاصله به پیش خدمت خود میگوید که برو کشوی میز مرا باز کن و 600 تومان حقوق مرا بیار بده به کلونل نوزری و درست در همین لحظه نام این محرمانه به دست کلونل میرسد که را به شدت متأثر و خشمگین می نماید و این نامه گویا پرده از اسرار و دام مهیب برداشته بود راستش اینکه چون من در امور نظامی به درستی وارد نبوده و نیستم صریحا نمیتوانم بگویم چه کسانی به کلونل خیانت کرده و میزان خیانت آنان تا چه حد بوده است زیرا در آن زمان شایعات بسیار بود و میگفتند هر کدام از خیانتکاران از جنرال قنسولگری انگلیس حدود دو هزار لیره پول گرفته بودند برای آگاهی در این مورد بهترین شاهد ما آقای فتولاه فرود استناتور فعلی می باشد که در آن زمان جزو یکی از افسران برجسته و شریف و محرم اسرار کلونل بود. البته امور رمز و محرمانه کلونل زیر نظر ایشان بود. ایشان به خوبی می توانند موارد خیانت و چگونگی آن را شرح بدهند. از تو ای دوست نوشته بودیم که پس از مراجعت کلونل از ملاقات با امیر شوکت الملک قرار بر این شده بود که به جای او من و مصباح و سلطنه به ملاقات امیر شوکت الملک برویم و ما دو نفر قرار بود صبح به طرف قائنات حرکت کنیم و کلونل در مشهد بماند و پست فرماندهی کل قوای خراسان را ترک نگوید ما هر کدام به امید صبح به خانه های خود رفته و خوابیدیم. اما کلونل تمام شب را بیدار ماند. ما نیز تا آن لحظه نمیدانستیم که بر او چه میگذرد. بله، او همه شب بیدار ماند و قبل از همه دو نامه برای دو تن از عزیزان خود نوشت. یکی برای افسر شجاع و دلاوری چون ماجور علی خان شمشیر و آن دیگر را برای مادر مهربان و ارجمند خود نامه ای را که کلونل محمد تقیخان پسیان برای مادر خود نگاشته است نامه نیست خون است اشک است دردی سوزنده و ویرام کننده است یکی از پرشورترین و گرامیترین حماسه های بشری است و ما هیچ کدام عین آن نامه را ندیدیم اما مفاد آن را چنان که صبح از تنها همدم او شنیده بودیم چنین است نامی اول مادرم، مادر جان، عزت الحاجیه عزیزم من صبح ناچار شخصم به جبهه می دوهم. آخرین فرزند تو با طلوع آفتاب با سرنوشت خیش در جدال و مقاتل خواهد افتاد اشک نریز، آه نکش مگر یادت نیست وقتی برادران دیگرم شهید شدم من تو را داشته بودم که لباس سپید پوشیده با دستهای گل از مدعوین پذیرایی بکنی حتما، حتما یادت هست عزیزم من وقتی در آلمان بودم آنجا اگر جوانی با گلوله های دشمن به خاک می افتاد همه دوستان و آشنایان آن فامیل به مادر او تلگراف تبریک مخابره می کردم. من به همه دوستانم این موضوع را سفارش کردم من برای کازمزاده ایران شهر نوشتم که پس از شنیدن خبر کشته شدن من در راه وطن هر کدام یک کاغذ تبریک به مادرم در تبریز و یک تبریک نامه دیگر برای امویم جنرال همزخان به تهران بفرستم. خوب فهمیدی؟ تبریک نه تعذیت. دور کاغذ نباید سیاه باشد. سعی کنید گلی قرمز یک رنگ شاد و زیبا انتخاب نمایید. مادرم وقتی به تو خبر دادم که آخرین فرزندت کشته شده از اتاق پذیرایی را آماده کن بسات شیرینی را بچین به همه دستور بده تا در شادی تو شریک باشند بگو که پسرم تولدی دیگر یافته است پسرم داماد شده است هرگز هرگز گریه و شیون نکن و بعدا کاری کنی که دشمن تصور کند به تو که پایه خاندان محسی ضربتی کاری زده است نه مادر سوگواری و شیون برای مرده است که در میان رخت خوابش مرده باشد اما من من که آخرین فرزند تو هستم مثل دیگر فرزندان تو در بستر سفید که نمرده اما تو تو هرگز سراغ جنازه ام را نگیر زیرا جنازه سالمی به تو تحویل نخواهند داد چون من تا قطع قطع نشوم دست از مبارزه با دشمنان کشورم نمیکشم. میخواهم به خاطر مهربانی های تو و به خاطر دوری از تو اشک بریزم اما شرم دارم آری من برای ابد از تو شرم خواهم داشت شرم پسری که مدت ها از تو و آغوش مهربان تو دور بوده و اینک نیز بدون ان که فرصت دیدار مادرش را داشته باشد به جبه می رود. خدا حافظ تو باشد مادر مادرم عزت الحاجیه ی عزیزم امضا محمد تقی نامی دوبار آن شب در آن شب تاریخی کلونل پسیان نامه دیگری نوشت نامه برای افسر دلیر و وفاداری مانند ماجور علی رزاخان شمشیر گفته بودیم که این افسر دلاور در جنگ های طربت جام و خاف و باخذر چنان همت و شهامتی از نشان داده بود که پنج هزار سوار دشمن از دست او فرار کرده و به طرف افغانستان گریخته بودند. ماجور علی رزاخان راپورت یکی از جنگ های محلی را با نصری زیبا و موثر نوشته و برای کلونل فرستاده بود و ضمنا از وی تقاضا کرده بود که نفرات را تشویق نماید کلونل پسیان در آن شب پس از مطالعه نامه آن افسر سلحشور این جواب را برای او نوشت و آنچه که میخوانید عین نامه مرحوم کلونل پسیان است برادر عزیزم بدت مباد و گزندت مباد و درد مباد ساعت ده بعد از ظهر 26 برج است در میان کاغذ های متفرقه سرش چشمم را که از اثر عبارات مکتوب خصوصی شما روان شده بود پاک کردم میخواهم جواب بگویم آه چقدر ناگوار است که نمیتوانم عملیات نظامی پاره های قلب خود را به رأی این مشاهده کرده و در پهلوی هم با شرفم روی زمین های لم دراز کشیده و به هر صدای آخ که از اصابت گلوله دشمنان قارتگر تولید می شود یکی هم بالاخره مردانگی کرده به من مصادف شود افسوس هزار افسوس که مشهد و طبقه ممتازه آن مانع نیل این آرزوست چنانچه اگر چند ساعت دیر رسیده بودم دیگر کار از کار گذشته بود رسیدم و به مسئله معجزه سهرها را باطل نمودم و شکرن لله سم و لله ما هدانا به شکرن نعم قربانت شوم یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور بله شرافت و سعادت دیر یا زود برمیگردد ایرانی نمی میرد و محو نمی شود اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهند دید بر ماست که آنان را از ننگ ذلت خلاص نماییم آری ما باید جان بازی کنیم ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشند بیشبه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم کرد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجاعی را از هم گسسته و تمام موانع را در هم می شکند. اتکای ما به یاری خدا و اعمه اطار است و بس. و اما عزیزم شما نخواهید مرد. نه دزدان با خزری را یارا و قدرت آن است که تو را هدف گلوله قرار دهند و نه گلوله را آن اجازه است که قد سیر خود را به سمت وجود نازنینت امتداد دهد. نه نه فقدان تو بر من خیلی دلسوز و ناگوار است و جبرانش غیر ممکن تو به من ای آنکه چون تو پاک نیست خواهشمندم از کلیه افراد من مخصوصا از زخمی ها از قول من احوال پرسی کرده و دلجویی نمایید محمد تقی چه شب دردناکی بود بله ناچاریم باز هم صحبت از همان شب بکنیم آن شب شوم خانمان سوز زیرا آن شب آبستان حوادثی بود که مولودش شوم بود و نفس بود و ملالنگیز گفته بودم که آن شب را کلونل با سرنوشت خیش در جدال و کشمکش بود اما من چطور؟ من در چه وضعی به سر می بردم؟ من وقتی آن شب از کلونل جدا شدم و به خانه رسیدم دیدم حال همسرم بیش از پیش وخیم شده است او آخرین روزهای دوران حاملگیش را میگذراند و از همه بدتر سینه اش را عمل جراحی کرده بودند و ناچار بودیم که هر روز محل جراحت را پانسمان کنیم. آنچه وقتی حالت ناراحت کننده همسرم را دیدم تصمیم گرفتم که او را نیز از مشهد دور کرده به قائنات روانه کنم. زیرا من در وضعی قرار داشتم که هر لحظه بیم مرگ و نابودی من میرفت. و صلاح نبود در چنان شرایطی که همه قوای دشمن بر علیه ما تجهیز شده بود من زن و بچه هایم را در معرض شدیدترین حوادث احتمالی قرار داده و از همه بدتر او را مدام در اضطراب و دلهوره قرار بدهم پس تصمیم گرفتم که صبح وقتی به اتفاق مصباح و به طرف بیرجن حرکت مینماییم افراد خانوادم را به دست امیر شوکت الملک بسپارم تا بتوانم بدون دغدغه خاطر به مبارزات خودم ادامه بدهم. اما صبح که شد ناگهان همه چیز عوض شد و سرنوشت قیافه کریه و زشت خیش را به ما نمایان. من صبح زود یعنی صبح روز شنبه مثل همیشه به اتاق خواب کلونل رفتم تا او را ببینم. اما وقتی در را گشودم به سرش را خالی یافتم. خیلی عجیب بود. او چطور در آن موقع صبح اتاق خوابش را ترک کرده بود. با عجله به طرف سرسرا رفتم. و چشمم به آقای فتولا خان فرود افتاد به او گفتم که من هر روز صبح زود کلونل را در اتاقش ملاقات می کردم تا بتوانیم متفقا در مورد امور ایالتی مشاوره کرده و تصمیم بگیریم اما کلونل امروز در اتاقش نیست چرا؟ چه شده؟ آقای فرود که افسری مطلع و جدی و بسیار مورد اطمینان کلونل بود با شری برافروخته و متاثر به من گفت فعلا این نامه رو بگیرید و مطالعه بکنید زیرا کلونل برای شما نوشته است با ناراحتی در پاکت را باز کردم کلونل نوشته بود برادر عزیزم من به طرف قوچن حرکت کردم شما و مصباح و سلطنه به طرف بیرجند حرکت نکنید تا در اولین نقطه من با مخابرات حضوری با شما تماس بگیرم بی اختیار با آقای فرود خیره شدم در قیافه اونیز آثار تأثیر و ناراحتی نمایان بود گفتم چطور شد که کلونل بدون اطلاع قبلی و ناگاهانی مشهد را ترک کرد چنین قراری نبود آقای فرود گفت نمیدانم فقط این را میتوانم بگویم که پس از آنکه شما از کلونل جدا شدید او پس از مدتی کلونل محمودخان نوزری را احضار کرد و سپس مدتی با او مذاکره نمود و بعد در حالی که ناراحت و غمگین به نظر می رسید تفنگش را برداشت و از اینجا دور شد به طوری که ما پس از رفتن او توانستیم اسبش را برای او بفرستیم او دیگر چیزی به ما نگفت. خیانت بزرگ خاننده گرامی تا این لحظه آنچه گفتم تماما مسائلی بوده که من شخصا ناظر آن بودم و این طبیعی است که پای درستی و صحت آنها نیز میستم. اما چون ناچارم سرنوشت کلونل و سرگذشت جبهه خونینی را که نادرشاه افشار نیز در همان محل کشته شده بود برای شما شرح بدهم چاره نیست جز اینکه آنچه را که شنیدم برای شما بگویم در یک کلام بهتر است بدانید که من ابدا در جنگ های خراسان حضور نداشتم و به هنگام شهادت کلونل نیز فرسنگ از آن شهید بزرگ دور بودم پس برای آنکه قدم به قدم سرگذشت و سرنوشت حماسی او را تعقیب کرده باشیم ناچاریم از آنچه که شنیده ایم بگوییم نه آنچه که دیده ایم. آن شب یعنی در نیمه های شب کلونل توفنگش را برداشت و با ناراحتی از مشهد بیرون رفت چرا مگر چه شنیده بود کجا می رفت؟ کلونل محمود خان نوزری فرمانده قوای نادری و حاکم نظامی قوچان بود او برای دیدار زنش به مشهد آمده بود و با اینکه می در قیاب خیش افسران درستکار و شریف را جانشین خیش سازد همه امور را به دست میر فخرائی سپرد. این مرد نه شرایط فرماندهی را داشت و نه صلاحیت آن را و بدتر از همه مدت ها بود که با کنسولگری انگلیس بند و بست کرده بود. این مرد به جای آنکه با یک تکنیک صحیح دفع یورش اشرار را بکند تعمدن جاندارم ها را ده نفر ده نفر به جپه میفرستاد تا راهزنان سردار معزز بجنوردی آنها را کشته و هایشان را به یغما ببرند. این کار آنقدر ادامه یافت تا خبر آن به گوش کلونل که در بیرجن بود رسید. کلونل با عجله به مشهد آمد و هنگامی که کلونل نوزری را داشت استنتاق می کرد نامه مهرمانی به دست او رسید که حاکی از خیانت های بزرگی بود. آنچه را که من شنیدم الله اعلم در آن نامه نوشته شده بود که فرمانده قوای قوچان به مرکز تلگراف کرده است که اگر قوای مرکز برسد من با نفرات خود تسلیم خواهم شد و باز در همان نامه محرمانه به کلونل توصیه شده بود که یا خودتان به قوچان بروید و یا به اسماعیل خان بهادر دستور بدهید که به قوچان حمله کرده و میر را دستگیر نماید کلونل پس از تهدید محمود خان نوزری لحظه ای فکر کرد و دید صلاح نیست اسماعیل خان بهادر را که تازه از جنگ برگشته است مجددا مأمور جنگ دیگر نماید پس صلاح دید خودش شخصا به جبهه برود بیخبر خبر از اینکه چه دام هولناکی در پیش پای او قرار دادهاند. کلونل در بین راه بود که ناگهان یکی از افسران خیش را می‌بیند که به تاخت به طرف مشهد در حرکت است این افسر به محض دیدن کلونل به طرف او میرود و میگوید قربان به نزد شما می آمدم تا خیانت های میر را برای شما شرح بدهم زیرا او با قوانین محلی ساخته و تفنگداران یاقی را آزاد گذاشته که به پادگان حمله کرده و همه اسلحه و مهمات ما را به غارت برده و آزوقه نفرات را بدزدند و عده زیادی را نیز به قتل برسانند کلونل در حالی که رنگ به چهره نداشت بلا فاصله به طرف قوچان حرکت نمود و وقتی به پادگان رسید همه افسران را احضار کرد و سپس در مقابل آنان از میر فخرایی پرسید چرا شما تا کنن زیادی از نفرات مرا به کشتن دادید؟ چرا با اینکه میدانستید قوای راه زنان خیلی زیادتر از ده نفر جاندارم شماست؟ تعمدن ما را ده نفر ده نفر به جبهه فرستاده. اده زیادی از آنان را به کشتن دادید. چرا نتوانستید پادگان را با این همه نفرات در مقابل حمله ناچیز راه زنان حفظ کنید؟ چرا وقتی که دیدید راه زنان پادگان را تصرف کرده اند را از بین نبرده و آنها را تسلیم دشمن نمودید؟ چرا همه مهمات و اسلحه ژاندارمری قوچان را به راه زنان تحویل دادید؟ بیچار میر چه میتوانست بگوید؟ هیچ زیرا او از قیافه برافروخته و رنگ زرد کلونل پسیان حدس زده بود که گزارش خیانت وی به او رسیده است. کلونل وقتی سکوتان افسر را دید گفت شما مسحق تیرباران و محاکمه صحرایی هستید. افسوس که حالا وقت این کار را ندارم اگر به سلامت برگشتم حساب شما را تصفیه خواهم کرد. به سوی جبهه خونین کلونل به همه افسران و قوای نادری قول داده بود که به محض برگشت از جبهه میدفخرو را محاکمه صحرایی خواهد نمود اما آیا او نمیدانست که دیگر هرگز از جبهه باز نخواهد گشت جبهه‌ای که در واقع دامی مهلک برای او بوده و امید خلاصی از آن دام محال مینمود کلونل با یک مسلسل به سوی جبهه شتاب خشمگین و برافروخته و متعلم او نفرات خیش را به سه قسمت تقسیم نمود و عدهای را در جناه راست و ای را در جناه چپ قرار داد و خودش با 20 نفر پیش قرابلی نفرات را به عهده گرفت و پیشا پیش قوای خیش به سوی دشمن حرکت کرد او به فاصله چند ساعت بدون آنکه تلفاتی بدهد دشمن را تار و کرد و تصمیم گرفت پیش روی خیش را همچنان ادامه بدهد کلونل در اکثر جنگ ها شخصا پیش قرابلی قوای خیش را به عهده می گرفت و تکنیک نظامی او چنان صحیح و عالی بود که همیشه در همان چند حرکت اول حریف را مغلوب می ساخت. آن روز نیز کلونل توانسته بود راه زنند و فرار بدهد اما درست هنگامی که او با دشمن در جدال بود ادهی از افسران خائن دست به فرار زده به دشمن فهماندن که کلونل تنهاست و می توانند بر سر او بریزند و نابودش کنند. در این لحظه های کلونل داشت تمام میشد. کلونل ناچار شد که تیر اندازی رو متوقف کند و شاید به این امید که چه زودتر قوای کمکی به یادی او بشه تابد. اما مدتی گذشت و خبری از آنان نشد. راهزنان که می دیدن تیر اندازی از طرف جبهه مخالف متوقف شده است رگبار گلوله ها رو به سوی او سرازیر کردند و در این میان نایب حاجی خان تفرشی که در کنار کلونل مشغول جنگ بود به کلونل گفت قربان اجازه بدید برم فورا از پادگان اسلحه بیارم چیزی نگذشت که ادهی به دنبال اسلحه رفتند اما هرچه گشتن اثری از آنها نیافتند با این کیفیت کلونل با دست خالی در جبهه ماند زیرا آنان که به قرآن مشت کوبیده بودند با آن مرد شریف خیانت نکنند اسلحه او را به دشمن فروخته و او را تنهای تنها در جبه رها کرده بودند و از همه ننگین تران که آنها با وجودی که می شنیدن دیگر از سوی کلونل و افراد قلیل او تیراندازی اندازی نمی شود و فشنگ آنان تمام شده است باز آنقدر درنگ نمودند تا دشمن به نفرات کلونل شبیخون بزند در آن لحظات خونین و رعباور نایب حاجی خان تفرشی به کلونل گفت قربان میدانید که دیگر مقاومت فایده ای ندارد با دست خالی هم که نمی شود جنگی آیا بهتر نیست عقب نشینی بکنیم و شما جان خودتان را از محلک نجات بدهید partykool. کلونل گفت حاجی خان من جز مادری پیر و یک عموی مهربان کسی را در دنیا ندارم که با امید بقای آنان پشت به جبهه بکنم ولی تو برو تو هم مرا تنها بگذار زیرا همسر و فرزندان تو چشم به راحت هستند نایب حاجی تفرشی در حالی که اشک میریخت مجددا از کلونل تمنا و خواهش کرد که از جبه فرار نماید اما کلونل در حالی که رنگش به شدت زرد شده بود و از شدت خشم و غم میلرزید گفت ببین برادر من دیگر یقین کردم که افسران من به من خیانت میکنند کار نبی بایست به اینجا میکشید اگر امروز در این جبهه و بر روی این تپه‌ای که نادر کشته شده از کشته نشدم فردا آنها در بسترم مرا خواهند کشت بله خائنین مرا در بسترم خواهند کشت و مرگ برای کلونل پسیان فرا رسید و او مرگ را کشت او تنها بود تنها در زیر رگبارهای گلوله گلوله هایی که متعلق به خود او بود اما آنها را به دشمن سپرده بودند. اینکان گلوله ها سفیر زنان به طرف او سرازیر می کردید. او اطرافش را نگاه کرد و در اطرافش هر چه بود اجساد دوستانش بود و ها و مسلسل های بی مصرف که گلوله نداشتند و او با حسرت توفنک های بی تیر را نگاه میکرد به خدا قسم هیچ کدام از مهاجمین و خوانین و نمیدانستند که کلونل پسیان بی اسلحه در گوشه تپه به نظاره نشسته است وگرنه آنها از وجود آن مرد بیدفاع نیز وحشت میکردند و میگریختند چنانکه بعدها همه آنان نیز اعتراف کرده بودند راهزنان وقتی که دیدم دیگر از سوی جبهه تیری به طرف آنها خالی نمیشود جرأت پیدا کردم و با فریادهای گوشخراشی هجوم آوردند کلونل دیو مهیب مرگ را در مقابل خیش ایان دید و آنگاه آن مرد دلیر احساس کرد که عمرش به پایان رسیده است عمری که جز به پاکی و درستی نگذشته بود و او اینک بر روی تپه خبوشان همانجا که نادرشاه افشار کشته شده بود مردانه در انتظار مرگی ایستاده است مهاجمین به او نزدیکتر شدند و او را به گلوله بستند گلوله به پا و لگن خاصری او اصابت نمود زخم شدید بود و او احساس کرد که باید بمیرد و گریزی از مرگ نیست اما قهرمان نخواست که با گلوله دشمن به خون کشیده شود با همان حال نظار هفتی را از کمرش بیرون کشید و آخرین گلوله را به قلب خود خالی کرد این حادثه قریب این مرگ پرشکوه بر تپه خبوشان اتفاق افتاده است بر تپه نادر و اینک مردی تازه که آرزوهای مقدسش به پهنای قلب دریا مانند بود با آن مرد یعنی نادر دیگر میپیوست و این مرگ نبود این زندگی بود زندگی بعد از مرگ زندگی جاودانه آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ای علاق علاقمند به کتاب و دقدقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد و توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم سلطنه بخش سیزده هم. انتظار عارف شاعر ملی از جمله یاران و عاشقان کلونل پسیان بود قتل این افسر رشید چنان عارف را اندوهناک نمود که پس از آن دیگر کسی در او آرامش و قرار ندید عارف این قزل را در سوک آن مرد پاک سروده بگو چسان نکنم گریه گریه کار من است کسی که باعث این کار گشته یار من است به تیر روزی و بد روزگاریم یک عمر گذشت و بگذرد این روز و روزگار من است چه کوه غم پس زانو به زیر سایه اشک نشسته منظره اشک آبشار من است به سر چه خاک به جز خاک تعذیت ریزم به کشوری که مصیبت زمامدار من است بدان محرم ایرانی اول سفر است که قتل نادر ناکام نامدار من است فشار مرگ که گویند بهر پس مرگ به من چه من چه کنم روح در فشار من است تدارک سفر مرگ کرد عارف و گو در این سفر کلونل چشم انتظار من است و این نیز نامه و شعر دیگری است از عارف قزوینی که تا بود از یاد آن جوان مرد قافل نبود عارف می نویسد هشتم ماه محرم 1341 این غزل را در شهر سنندج به یادگار شهادت خداوند گار عظمت و ابهت و مجسمه شرافت و وطن پرستی دلیر و بینظیر دوره انقلاب و مقتول محیط مسموم و مردکش، کش سنخته و قوام و سلطن پرور سنخته سرودم و به تهران فرستادم میانه سر و همسر کسی که از سر گذشت بگذرد از هرچه جز ز کشور خیش هزار چون من بیپاب و سر فدای سری که در سراسر ایران ندید همسر خیش تنم فدای سر داد گستری که از خون هزار نقش وطن کرد زیب پیکر خیش سر و سران سپه جامه دارند درند بران سپه بودی که بودی سرپرست لشکر خیش ز سرنوشت تو و سرگذشت خیش به دست قلم گرفتم و آتش زدم به دفتر خیش به قبر نادر ای نادر زمان بردی به دست خود سر در خاک و خون شناور خیش چو نادر از جان گذشته تر از خیش به پیشگاه تو تقدیم کرد مقهر خیش بیار باده که تا سرخوشم خوشم بیند قوام سلطنت از روزگار خیش نداشت عارف جز این دو چیز و وقف تو کرد مدام سینه سوزان و دیده ترخیش دنبال مد دو, دو راهزن پلید به نامهای برات و قلیچ به قصد قارت به جنازه او نزدیک شدم و بعد او را لخت کردند. و هر یک تکه لباسی از او به قنیمت بردند. قلیچ وقتی به نزد خان خود تاج محمد خان رسید از او وحشت کرد. خان نگاهی به فرنچ او نمود و سپس با دست پاگون آن را لمس نمود و بعد با وحشت و ترس فریاد کشید این لباس را از کجا آورده ای؟ نوکر پلید گفت سربازی را کشتیم و لباسهای او را با یکدیگر قسمت نمودیم. خان به خانی دیگر که اسمش فرج الله خان بود نزدیک شد و فریاد زد این لباس های اوست این لباس های کلونل پسیان است فرج الله خان فورا به آن دو نفر دستور داد که بروند آن جنازه را پیدا کرده سر آن را بریده و برای او بیاورند و بعد دو نفر از سواران سردار معزز را نیز همراه آنان روانه ساخت رازنان بار دیگر به تپه خبوشان رسیدند جنازه هنوز در زیر آفتاب بعد از ظهر گوشه افتاده و چشمانش به سوی آسمان باز بود. آن چهارتن به خاطر دریافت انعام ناگاهان به سوی جسد حمله بردند و در بریدن سر آن جوان پاک با یکدیگر به رقابت برخواستند و لحظه ای بعد سر او از قفا بریده شد و آنان سر را سر آن سردار دلیر را در دست گرفتم و به سوی خان تاخت برداشتم اما آن سر گران بود و انعام آن نیز گرانتر پس چاره این بود که دو راهزن پلید سواران مزاحم خان را نیز سر به نیست تا از سهمی بزرگ نصیب ببرند و جنگ آغاز شد آن دو تیر روز نیز کشته شدند و سر به دست بی سر و پاها افتاد این سوی قتلگاه آن ماه ماه سفر بود و آن روز ننگ روز دوشنبه و جسد بیسر او در زیر تیغ آفتاب بعد از ظهر تنها و تنها رها شده بود و روح او روح بزرگ و پر عظمت او میرفت تا در افلاک تا در آن سوی دیدگاه خاکیان که پست بودند محو شود خبر مرگ آن عزیز را یکی از ناظران که از مرگ گریخته بود به عارف قزوینی داد عارف در بیرون شهر داشت گردش می کرد که مرد قبارالودی را دید که حراسان به طرف شهر در حرکت است و آن مرد به عارف گفت که قهرمان مرده است پس از چند لحظه من نیز از آن حادثه ی آور مطلع شدم آری قهرمان قهرمان عزیز ما مرده بود مرگ او چنان ضربه سهمگینی بر من زد که من تا مدت ها گیج و مبهود مانده بودم. روز سهشنبه بود که ناگاهان خبری یافتم آیت الله زاده خراسانی از مکه برگشته و بعد از ظهر ترتیب جلسه ای را داده است. من نیز از به خانه او رفتم. از حرفای تند و خشن او فهمیدم که خیالاتی در سر دارد. او دوستان قوام و سلطنه را جمع کرده و میخواست از وضع غمانگیزی که پیش آمده بود بهره برداری نموده و امور شهر را در دست بگیرند. من با عجل از خانه بیرون آمدم و تصمیم گرفتم که توسط یاور سپه بودی و با چهارصد ژاندارمی که در شهر داشتیم بار دیگر همه ی یاران قوا و مسلطنه را توقیف بکنیم. به این خیال از خانه او بیرون آمدم و به طرف دفتر ایالتی حرکت کردم. شهر آرام بود. با اینکه هنوز همه کس از مرگ کلونل با خبر نشده بود با این همه گویی استراب و تشویشی سنگین همه شهر را فرا گرفته بود من به محض رسیدن به دفتر ایالتی با خبر شدم که یاور سپهبدی بودی برای آنکه نگذارد راهزنان به شهر بریزند در بیرون شهر اردو زده است خواستم برگردم که به من خبر دادم کلونل نوزری به اتفاق رئیس کنسول انگلیس به خانه آیت الله زاده رفته است من هم برای آنکه سری از کارهایشان در بیاورم بار دیگر با عجله به طرف خانه آیت الله زاده حرکت کردم شب بود درست حوالی بازار سر شور ناگهان دیدم دو چراغ لالعی از دور سوسو میزنند و لحظه ای بعد متوجه شدم که کلونل نوزری و ویس کنسول انگلیس از پشت ها در حرکت هستند. من خودم را کنار کشیدم تا آنها متوجه من نشوند. شنیدم که ویس کنسول انگلیس به کلونل نوزری می گفت شما بایستی سی زودتر کارگزار کل را توقیف نمایید زیرا در غیر این صورت محال است بتوانید شهر را در تصرف خودتان داشته باشید. کلونل نوزری جواب داده بود مطمئن باشید تا قبل از سلوع آفتاب کارگزار توقیف و در محبس خواهد بود آنها از من گذشتند و به طرف خانه آیت الله زاده راه افتادند و من نیز با عجل خودم را به خانه رسانیدم آقای مصباح و سلطنه و زیا اتبا در خانه هم مهمان بودند من ماجرای شبانه را برای آنان تعریف کردم و سپس تصمیم گرفتم هرچه زودتر افراد خانواده را به قائنات برده و سپس فورا خودم را به مشهد برسانم زیرا در غیر این صورت آنها در این بازی برنده می شدن. من همون شب تلگرافی جریان مرگ کلونل و اوضاع در همه مشهد را به اسماعیل خان بهادر و علی شمشیر و تقی خان کابوسی و سپهری اطلاع دادم و با آنها گفتم که هر کدامشان با قوای خود به طرق آمده و متمرکز شوند تا من از بیرجند مراجعت نمایم. شب هنوز ادامه داشت. من با اتومبیل فورد مصباح و سلطنه به طرف قائنات حرکت کردم. اکبر راننده مصباح و سلطنه و پدر او که از تیراندازان ماهر بودم با سه قبض تفنگ و مقداری فشنگ همراه ما آمدند. هوا روشن شده بود که به طربت حیدری رسیدیم. در این لحظه ناگان چشمم به تقیخان کاووسی افتاد که به طرف مشد در حرکت بود. او را صدا زدم که ببینم تلگراف من به او رسیده است یا نه ولی او صدایم را نشنید. بار دیگر او را صدا زدم ولی باز او نتوانست بشنود. ناچار در حالی که اتومبیل در حال حرکت بود از اتومبیل پیاده شدم که او را متوجه خودم نمایم ولی از اتومبیل افتادم و پایم شکست. تقیخان با عجله به طرف من آمد و من را از زمین بلند کرد و من در حالی که از شدت درد به خودم میپیچیدم جریان را به او گفتم و حتی سفارش کردم که به اتفاق سایر افسران در طرق اردو بزنند، تا من مراجعت کنم. او رفت و من هم با همان حال نظار به تربت رسیدم. در تربت پایم را گچ گرفتند و سپس با همان حال به طرف گنابات حرکت کردیم. باز شب شد. شب شد و این بار شب دردناک و زلکننده کننده ای را گذراندم. از شدت درد نفهمیدم چه کار دارم می کنم. گچ پایم را شکستم و در نتیجه دردش اندکی آرامتر شد اما چیزی نگذشت که پایم ورم کرد و ناچار شدند مرا کول بگیرند و درست در آن ساعت عذاب در قائنات به من گفتند که طبق امر قوام و توقیف هستم سه روز دیگر با آن وضع رقتانگیز گذشت و من ناچار به امیر شوکت الملک علم تلگراف کردم که اگر در حریم شما محبوس هستم اقلا محل حبس را تغییر بدهید زیرا من پایم شکسته و همسرم نیز بیمار و بستری است چیزی نگذشت که امیر دستور داد تا ما به بیرجن برویم ما هم حرکت کردیم و پس از مدتی به اسدآباد رسیدیم در اسدآباد اتومبیل ما خراب شد و مالک جوانمرد اسدآباد با اینکه میدید همسرم بیمار است و من هم وضع بدی دارم نه به ما جای استراحت داد و نه غذا و ما درست 24 ساعت گرسنه و تشنه در اسدآباد باقی ماندیم لحظات سخت و دیوانه کننده بود ناچار برای آنکه جای امنی گیر آورده و آبانانی به دست ما برسد بار دیگر با همان اتومبیل از کار افتاده هر طوری بود راه افتادیم بین راه بودیم که ناگهان خبر یافتم آقای قوام السلطنه اعلامیه زیر را صادر کرده است تمام افراد شخصی و نظامی که فریب خورده و جهالت کرده بودند از طرف دولت بخشوده میشوند. شوند به جز معتصم و سلطن فرخ کارگزار کل خراسان پس معلوم بود که چرا مالک اسدابات حتی از دادن آب نیز به ما خودداری کرده بود آیا اینها خیال میکردند با مرگ کلونل همه آن آتش های مقدس خاموش گشته است؟ حتما حتما خیال میکردند که کار تمام شده است اما من هنوز امیدوار بودم من میدانستم دوستان و افسران فداکار ژاندارمری خراسان از خون کلونل پسیان نخواهند گذشت آنها انتقام خواهند گرفت منتها به یک رهبری درست و به تشکیلات منظمی احتیاج خواهند داشت اسماعیل خان بهادر می توانست رد پای مرحوم کلونل را گرفته پیش برود و من هم میتوانستم توانستم مثل سابق امور داخلی ایالت را در دست گرفته دشمنان را سر جایشان بنشانم و شاید قوام السلطنه نیز این را پیش بینی میکرد وگرنه دلیل نداشت که همه را ببخشد و در عوض حکم توقیف مرا صادر کند به هر حال چاره بود، نبود می سرچ زودتر به بیرجند رسیده پس از سر و سامان دادن افراد خانواده فورا به مشهد برمیگشتم. هنوز اتومبیل ما بر روی جاده مارپیچ خاکی در حرکت بود ما از صحرایی عبور می کردیم که همه ساکنان آن از کلونل ضربه خورده و راهزنی را ترک گفته بودند اما با این همه خیلی زود خبردار شده بودند که کلونل کشته شده است و درست شش کیلومتری اسدآباد بار دیگر اتومبیل ما خراب شد و هرچه تلاش کردند که دوباره آن را راه بیاندازند بی اثر ماند و ما ناچار تصمیم گرفتیم شب را در آن بیابان مخوف بخوابیم روز که جسد کلونل را به خاک سپردند شب مرگ نوشته بودیم که آن شب در 6 کیلومتری اسدآباد اتومبیل ما خراب شد مالک اسدآباد نیست که از حکم آقای قوام و سلطنه با اطلاع بود ما را گرسنه و تشنه در بیابان رها کرده بود آن شب را تصمیم گرفته بودیم توی اتومبیل بخوابیم من با پای گچ گرفته و همسرم با حالت نزار و از همه اینها بدتر گرسنگی و تشنگی بود و از گرسنگی و تشنگی بدتر وضع مشکوک و ناامن آن منطقه زیرا هر آن بیم آن میرفت که راهزنان بر سر ما بتازند و ما را غارت کنند و بکشند به هر حال چاره ای نبود ما به درون اتومبیل رفتیم راننده مصباح و سلطنه و پدر او توفنگ را برداشتند و در خارج از اتومبیل پاس دادند شب به نیمه رسیده بود اما خواب ما نمی گرفت. مگر می شد با آن وضع اصفنگیز و هولناک و با آن حالت زار و دردناک به خواب رفت آن شب در بیم و امید دقیقه شماری می کردیم که ناگاهان نور یک جفت چراغ از دور نمایان شد. همه ما از جا پریدیم و نگهبانان ما نیز فورا سنگر گرفتند. نور نزدیک شد و نزدیکتر شد. کم کم احساس کردیم که اتومبیل از انتهای آن جاده مارپیچ خاکی به طرف ما در حرکت است. لحظه دیگر گذشت و اتومبیل به ما نزدیک شد و بعد در گوشه ای توقف کرد. ما در انتظاری به سطوح آورنده به سر می بردیم لحظه بعد راننده آن اتومبیل پیاده شد و به طرف ما آمد و ما در نهایت حیرت شنیدیم که او گفت قربان این اتومبیل امیر شوکت الملک علم است من دستور دارم شما را به بیرجن برسانم گویی دنیا را به ما داده بودند مرا کول گرفتند و به درون اتومبیل بردند و بعد همه ما به طرف بیرجند حرکت کردیم امیر در بحرانی ترین لحظات زندگی مرا یاری داده بود و این جوانمردی را چگونه می توانستم فراموش کنم یک چیز مرا آزار می داد فکر کردم که امیر با قوام و سلطنه چه خواهد کرد آیا امیر می تواند دستور قوام را نادیده گرفته مرا توقیف نکند آیا امیر اتومبیل خودش را به دنبالم فرستاده بود که مرا از چاله نجات داده به چاه بیاندازد هنوز معلوم نبود هنوز نمیتوانستم در مورد آینده قضاوتی بکنم اگرچه من امیر را از مدت ها قبل میشناختم شناختم و درباره جوانمردی و شهامت و درستی او داستان ها شنیده بودم ولی با این همه فکر می کردم این بار امیر شوکت الملک علم با قوام سلطنه لجوج و کینجو طرف است اگر به خاطر من دستور قوام را اجرا نکند ناچار بایستی با قوام در بیفتد. آیا امیر به خاطر من به خاطر یک مهمان و به خاطر یک پناهنده قوام و را با خویش طرف می کرد؟ در این افکار بودم که به بیرجند رسیدیم. همسرم به سراچه خانم والده امیر رفت و من هم به اکبری خدمت سرکار امیر رسیدم. امیر فورا اتباع بیرجند را احزار کرد تا من و همسرم را هرچه زودتر معالجه کنند. در این هنگام آقای قوام السلطان رئیس الوزراء مدام به مجلس فشار می آورد که اعتبارنامه مرا رد کنند و چیزی نگذشت که اعتبارنامه من رد شد. روزگار عجیبی بود. در آن روزگار روزنامه های تهران مدام می نوشتن مؤسس کودتا کیست؟ بالاخره یک روز سردار سپه که وزیر جنگ بود اعلامیه ای صادر کرد که با بودن من چه کسی می تواند مؤسس کودتا باشد من اینجا هستم و شما به دنبال مؤسس کودتا می گردید؟ ولی درست در این لحظات با اینکه نمایندگان مجلس و دوستان قوام پای مؤسس کودتا را می از طرف دیگر به وکلای کودتا و دوستان کودتا حمله می کردند و اعتبار هایشان را رد می نمودند. مثل من، ادمال ملک دادگر، مشیر معظم و سلطان محمد خان نایینی به هر تقدیر نامی من رد شد و دیگر من مقام مسون از تعرض آقای قوام السلطنه نبودم و او می توانست هر طور که میخواهد با من رفتار کند و روز و روزگار نیز با او بود و نقشه هایش یکی پس از دیگری با موفقیت به اتمام می رسید قوام السلطنه حکم می کند آنچه که انتظارش را داشتم فرا رسید قوام سلطنه نخستین ضربت خیش را پس از رد اعتبارنامه من فرود آورد به امیر شوکت الملک تلگراف کرد که چه زودتر معتصم سلطنه را تحت الحفظ به تهران بفرستید امیر شکار می توانست بکند قوام نخست وزیر ایران بود و امیر والی و حاکم و مالک قائنات و من اسیر بودم اسیری در گرو امیر هنوز خون داغ و جوان غیرتمندی مثل کلونل پسیان تشنگی قوام را تسکین نداده بود و او دوباره خون میخواست و این بار قربانیش من بودم و در این بحران امیر چه نقشی میتوانست داشته باشد. آن روز ناگهان امیر تلگرافی به این شهر برای قوام سلطن مخابره کرد. حضرت مستطاب قوام سلطن رئیس الوزران چون آقای فرخ مریض هستند و خانم ایشان نیز بیمار است لذا صلاح نیست این ادرا با چنین وضعی تحت الحفظ به تهران بفرستیم امیر شوکت الملک علم و این نخستین جدال پنهانی امیر با رئیس بود جدالی که میدانستم به خاطر من آغاز شده است اما چیزی نگذشت که بار دیگر قوام و سلطنه به امیر تلگراف کرد که عیبی ندارد او را با همان حال فورا به تهران بفرستید من برای امیر به شدت ناراحت بودم زیرا همانقدر که از قلب رعوف و مهربان و از روح بزرگ و سخی امیر اطلاع داشتم به همان اندازه نیز از لجاجت و کینجوی قوام مطلع بودم میترسیدم به خاطر من کار جدال و مناقشه آن دو بالا بگیرد من به امیر گفتم قربانت کردم بگذار به تهران بروم وگرنه قوام دست از شما نخواهد کشید اجازه بدهید قبل از آنکه کار به بنبست برسد من به تهران بروم امیر جوابی به من نداد و از من دور شد و رفت در این هنگام نامه ای برای من از تهران رسید که مطالعه آن برای من در آن لحظات بسیار اصف انگیز بود یکی از دوستانم که دستی در امور محرمانه دولت داشت برای من نوشته بود که آقای رئیس الوزرا میخواهد شما را تحت الهفز از حریم امیر قائنات بیرون بکشد و سپس در رباط کمایی با عنوان اینکه قصد فرار داشته اید شما را ترور نمایند این نامه ناگهان مرا به تخیلی قریب واداشت احساس کردم این منم که بایستی هرچه زودتر درباره سرنوشت خودم تصمیم بگیرم من درباره بزرگواری و جوانمردی امیر کوچکترین شکی نداشتم اما یک سوال برای من باقی مانده بود و آن این بود که امیر تا چه حد در مقابل رئیس الوزرا مقاومت خواهد کرد آیا یک میهمان میتواند آنقدر برای یک امیر ارزش داشته باشد که او با همه هستی خیش به دفاع از وی برخیزد وانگهی گیرم که او چنین کاری میکرد اما تکلیف من در این معرکه چه بود آیا این پسندیده بود که من خودم را به او تحمیل می کردم؟ آیا این درست بود که من به خاطر نجات خودم او را دچار زحمت می کردم؟ نه این دور از مروت بود خوب در ربات کمایی هم که ترور خواهم شد از خراسان هم که هر روز اخبار بدی می رسد می کلونل پریدوکس ژنرال کنسول انگلیس هر که را توانسته خریده و هر که را نتوانسته به بند کشیده است پس چاره چیست؟ بگذارید اعتراف بکنم بگذارید در مورد خودم هم اعترافاتی بکنم حالا شما مختارید اسمان را ضعف ترس فرار از مشکلات و یا چاره عاقلانه بگذارید به هر حال برای نجات از آن بنبست تصمیم گرفته بودم که انتحار بکنم این فکر لحظه به لحظه در من قوت می گذفت. و بالاخره به جایی رسید که راه افتادم تا از همسرم ودا بکنم به سراچه خانم والده امیر رفتم سعی بودم به اعصاب خودم مسلط بشوم لحظه گذشت و سپس من در حالی که عشقایم را پنهان کرده بودم با عجل از آنجا بیرون آمدم و خودم را به گلخانه اکبریه رساندم اسلحه کمری همراهم هم بود و خلوتتر از آن محل هم جایی برای این کار نمی هنوز کاملا به گلخانه نزدیک نشده بودم که صدای گامهای مردی مرا متوجه اطرافم کرد. سر برگرداندم، امیر را دیدم، او لبخندی بر لب داشت و به طرف من می آمد. به محض رسیدن به من، دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت این رونوشت تلگرافیست که امروز به قوام و سلطنه مخابره کردم. آن را خواندم نوشته شده بود به طوری که قبلا نیز عرض شد آقای معتصم و و همسر ایشان بیمار هستند فرستادن این عده به تهران باعث خواهد شد که من مرتکب سه قتل بشوم من این مسئولیت را هرگز قبول نخواهم کرد اگر زیاد اصرار دارید خودتان معمور بفرستید و این عده را به تهران ببرید امیر شوکت الملک علم بی اختیار عشق در چشمانم حلقه زد نگاهش کردم دیدم او هنوز لبخند بر لب دارد سپس گفت تازه برای آن هم فکری کردم همین که با خبر شدم مأمورین قوام و سلطنه به قائنات نزدیک شده اند تو را فورا به همراه ناظر پسرخاله خودم به نجم آباد خواهم فرستاد میدانی که نجم آباد یکی از دهات من است که نزدیکی حرات واقع شده است مأمورین قوام و سلطنه هرگز به آن ده دسترسی نخواهند داشت من امروز این دستور را به ناظر دادم خیالت آسوده باشد کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتصم و سلطنه بخش چهارده هم نامی به سردار سپه خانندگی گرامی مبادا خیال کنید که چون مرد نامداری از من دفاع کرده و به من محبتان نموده است من حالا دارم از او تعریف و ستایش می کنم نه، به آنچه که معتقدیم نه او از معتصم و سلطن فروخ کارگزار کل ایالت خراسان حمایت نکرده بود او به یک مهمان پناه داده بود او به خاطر یک مهمان از سر گذشته بود آنچه که قابل ستایش است فزیدت آن مرحوم است فضیلتی که افسانه می نماید مگر او نمی توانست مثل سایرین به خاطر رضایت قوام و سلطنه سر مرا برای او بفرستد چرا؟ خیلی هم آسان می توانست مگر سر آن سردار دلاور را جناب قوام به قنیمت نگرفت چه کارش کردم؟ به خدا سوگند که من نیز بیشتر عمرم را به والیگری گذرم و هرگز مالک و خان و امیری را به مردی و مردانگی امیر شوکت الملک علم ندیدم. باری بگذاریم. در این هنگام در تهران اقوام من در تکاپو بودند به مادرم پیشنهاد کرده بودند که به قوا مستلطن مراجعه کرده او را از لجاجت خیش منصرف سازد. اما مادرم زیر بار نرفت. نامه برای وزیر جنگ نوشت و این نامه توسط آقای سرلشکر شفایی که الحمدلله زنده و حاضر هستند و خدا همیشه سلامتشان بدارد به وزیر جنگ تقدیم کردید و درست انگامی که جواب سربالای امیر شوکت الملک به قوام رسیده بود توصیه سردار سپه هم به قوام رسید و قوام که میدید نمیتواند دو مرد متنفذ را از خود برنجاند ناچار تلگراف دیگری به امیر کرد که به شما یک ماه مهلت میدهم تا حال محبوس بهبود یافته و او را تحت الحفظ به تهران بفرستید. پس یک ماه مهلت داشتم و دست کم می توانستم امیدوار باشم که تا یک ماه دیگر زنده ام و حالا بد نیست که بدانیم در مشهد چه خبر بود. سرگذشت یک سر آن روز شوم ابتدا سر آن سردار معروف را به قوچان آوردند و بعد جنازه اش را آن روز آن روز شوم روز ننگ و ویران کننده ترین روز بشری بود فرج الله خان و عده از قوانین بدوی و خونخوار به تلگراف خان هجوم بردند و سپس فرج خان از درون خرجین خود سر آن سردار را بیرون آورد و روی میز شازده حسام الدین میرزا رئیس تلگرافخانه پرد کرد شازده به محض دیدن آن سر بی اختیار لرزید سرش گیج رفت حالش به هم خورد پرسید این سر کیست فرج الله خان گفت سر کلونل عشق در چشمان آن مرد حلقه زد پرسید از من چه میخواهید فرج الله خان گفت آمده ایم به جناب اشرف قوام سلطن تلگراف بکنیم به او بگوییم همونطور که دستور فرمودید کلونل را کشته و سر او را بریده ایم اگر جناب اشرف فرسیدن پس سرکو به او بگویید که روی میز من است بعد عکسش را خواهیم گرفت و خدمتشان خواهیم فرستاد شازده حسام و دین میزا ناچار در مقابل آن خونخارگان مسلح ماجرای شوم را تلگراف کرد و چیزی نگذشت که جناب اشرف قوام السلطنه سلطنه این القاب پرتم تراغ را برای جانی ترین جانیان تاریخ بشر ارسال داشت و آن القاب که برای یک مشت یاقی عجیر شده فرستاده شده بود بدین قرار است فرج خان زیغم الملک تاج محمد ستوت الملک حبیب الله ناصر لشکر ولی خان زیغم السلطان ابراهیم خان مزفر الملک به رئیس شهربانی مشهد هم که از زندانیان نفری شش قران می گرفت و آنان را آزاد می لقب ارشد الملک داد بعد صاحبان القاب از تلگراف خانه بیرون آمدند و هر یک به سوی رفتند سر کلونل در ایوان یکی و جنازهش در خانه یکی دیگر برده شد و فردایش عکس برداری شروع کردید فرج یا به قول قوام السلطن زیقم الملک سر کلونل را روی نیزه گذاشت و بعد خودش مزر به دست گرفت و مقابل سر نگه داشت و آن وقت رویش را برگردان به طرف دوربین تا بر سپید حکم سیاه رئیس دولت ثبت گردد و بعد از آنکه اوراق افتخار به ثبت رسید آنگاه نمایشی بزرگ آغاز شد نمایشی آزاردهنده و ننگین سر او را بر سر نیزه گذاشتند و یک روز در تمام شهر گرداندند بر سر او سنگ زدند کاه ریختند و هر آنچه که تصورش را بکنید به در بیشان سوگند که هرچه میکشیم حق ماست بر بستر نادر اکررات و قوچان هنوز با سر آن سردار بازی می کردند دریغشان می آمد بدان زودی سند افتخارشان را از دست بدهند این خبر که به مشهد رسید مردم یک پارچه شور و اسیان شدند اسماعیل خان بهادر که به دستور من هنوز به طرف طرق در حرکت بود به محض شنیدن حال و روزگار من از خان کابوسی و به محض شنیدن ماجرای سر آن سردار با عجله به اتفاق قوای خود به طرف خراسان حرکت می کند. موافقین نهزت خراسان نیز تصمیم گرفته بودند که فورا سر و جنازی کلونل را از اقراد قوچان تحویل بگیرم. کار دوباره داشت اوج می گرفت. مردم عصبانی و اسماعیل خان بهادر در راه بود. معمرین قوم به اندیشه افتادند. زبان به نصیحت قوچانیان گشودند بالاخره آقای آقاخان خوشکیش به قوچان رفت و جنازه و سر کلونل را تحویل گرفت و با عجله به مشهد آورد روز ششم سفر در ارک مشهد هنگامی برپا بود بازار و مدارس عموما تعطیل و بازاریان و محصلین به اتفاق افراد ژاندارم آماده تشییع جنازه شده بودند هرچه عطر و گلاب در مشهد بود خریده و روی جنازه پاشیده بودند عارف میگریست و خون میگریست و به زمین و آسمان دشنام میداد آن روز سر و جسد کلونل را با آب سناباد که معروف است حضرت رضا علیه السلام را نیز با همان آب قوس داده بودند شستشو کردند موهای سر او را شانه زده و معطر ساختند و آنگاه از سر و جنازه او عکس‌های مناسب به عنوان یاد بود گرفتند و سپس جنازه برای حرکت آماده شد جسد را به روی توپ قرار دادند و غرق گلش کردند موزیک ژاندارمری مارش عزا مینواخت. ناله ها فریاد ها و خطابه ها قدم به قدم بلند بود در میان تشییع کنندگان عده ای زن نیز وجود داشتند در میان آن زنان دختر جوان سیاه پوشی بیش از همه شیون می کرد آیا او را می شناسی؟ بله آن دختر جوان که تا سالهای سال نیز همچنان سوگوار باقی مانده بود همان دختری بود که کلونل به او نوید ازدواج داده و گفته بود اگر از جبهه برگشتم خوشبخت خواهیم شد اما افسوس هزار افسوس و ساعتها بعد جنازه را به مقبره نادرشاه افشار نزدیک کردند و از ضربات تبل انگار میخواست زمان را متوقف نماید و آنگاه در سکوتی روحانی و قدسی سر او را پیکر او را در کنار نادر به خاک سپردند انگار افسانه ای بود انگار قصه ای بود برای انتقام ماجور اسماعیل خان بهادور که بعدا کلونل شده بود با مرحوم کلونل پسیان دوستی نزدیک داشت دوستی آنان از جنگ های غرب و زمان مهاجرت شروع شده بود این مرد شریف و دلیر با اینکه از نزدیکترین دوستان کلونل پسیان بود هرگز در مقابل او دیسیپلین نظامی را فراموش نمی کرد. او عاشق کلونل پسیان بود و با همه وجودش او را دوست می داشت. وقتی خبر مرگ کلونل را تلگرافی به او اطلاع دادم او طبق دستور من به طرق آمد تا در آنجا مرا ملاقات کرده تصمیم نهایی را بگیریم. اما وقتی تقیخان کابوسی که او نیز افسر فداکاری بود ماجرای شکستن پای من و حکم قبا و مسلطنه را در مورد من برای او تعریف نمود او بلافاصله اردوی خیش را به نزدیکی مشهد آورد و سپس همه افسران ارشد را دعوت کرد و از آنان خواست که به خونخواهی کلونل پسیان برخیزند و بدین گونه قیامی دیگر و پیکاری دیگر آغاز می گردید. و سرنوشت کلونل بهادر که میخواست راه کلونل پسیان را ادامه دهد به کجا رسید آن روز اسماعیل خان بهادر برای افسران ارشد و قوای خود گفت که وقتی آن سردار پاک و رشید به قتل رسید از خود پنج کلونل باقی گذاشت اینک من از همه شما میخواهم که کار نیمه تمام او را به اتمام برسانیم آیا به من قول میدهید؟ در این هنگام محمود زندی که معمور رمز و سانسور قوا بود به نزد اسماعیل خان آمد و نامه به دست او داد. در این نامه اسرار جالبی فاش شده بود. از تهران به کلونل نوزری دستور داده بودند که به محض ورود کلونل اسماعیل خان بهادر به مشهد فورا او را توقیف نماید. وقتی کلونل بهادر این نامه تأثیرانگیز را خواند با قیافه برافروخته و خشمگین خطاب به افسران ارشد خود گفت خب آقایان یکی دیگر هم از گردون خارج شد حالا ماندیم چهار نفر بهتر از آگاه باشید که من هر چه زودتر به مشهد رفته و کلونل نوزری و سلطان میرفخرایی را به اینجا خواهم آورد و آنان را محاکمه صحرایی خواهم کرد فعلا خداحافظ و چیزی نگذشت که یک او تنها به طرف مشهد حرکت نمود صدای چرخهای درشکه و سم اسبان آن یک بار دیگر مردم شهر را به خود آورد او یک سره به مقبره نادرشاه رفت و سپس مدتی بر گور کلونل پسیان اشک ریخت وقتی سر برداشت دید مردم مشهد دور تا دور مقبره کلونل حلقه زده و با چشمانی اشکالود به او خیره شدند او از جا برخاست و لحظه ای به مردم خیره ماند و بعد با حالتی عصبانی و غمانگیز سخنانی برای مردم گفت که چون آقای آزری در آن روز تاریخی حضور داشتم بهتر از قصه آن روز را رو از زبان ایشان بشنویم کلونل بهادر به زمین و آسمان لعنت میفرستاد و برای قاتلین کلونل پسیان خط و نشان میکشید در این هنگام چشمش به کلونل نوزری افتاد که گوشه ای ایستاده بود و او را تماشا میکرد او ناگهان حرفش را برید و مدتی به او خیره ماند. نگاه او رازها داشت و بیشک همه مردم توانسته بودند. آن روز به آسانیان رازها را کشف کنند. نگاه کلونل بهادر و سکوت اسرارآمیز مردم مدتی طول کشید و بعد بار دیگر کلونل بهادر به مردم پیام فرستاد که من راه این شهید ارجمند را دنبال خواهم کرد من قدم به قدم قاتلین او را تعقیب خواهم نمود و تا انتقام او را نگیرم آسوده نخواهم نشست و شما مطمئن باشید هر تصمیمی که در این مورد گرفته شد فوراً شماها را باخبر خواهم کرد و درست در همان لحظه جاسوسان جناب اشرف توسط بیسین به وی خبر دادند که کلونل بهادر قصد قیام دارد و مردم نیز به پشتیبانی از او برخواستند جناب اشرف قوام و سلطن هم فورا دستور دادند که کلونل بهادر بایستی تا 48 ساعت دیگر خاک خراسان را ترک کند وگرنه اعدام خواهد شد کلونل بهادر از این دستور با خبر شد و تصمیم گرفت هرچه زودتر نقشهاش را عملی سازد در این لحظه مشهد یک پارچه شور و حرکت شده بود مردم در بیم و امید به سر می بردند و چیزی نگذشت که اسماعیل خان بهادر به اتفاق چند تن ژاندارم شبانه به مشهد آمد و یک سره به امارت ایالتی رفت و کلونل نوزری را زیر چکمه های خود لت و پار کرد و سپس او را سوار اتومبیل نمود و روانه اردو کرد تا در آنجا توقیف بشود و به این ترتیب کلونل نوزری در اردوی اسماعیل خان بهادر توقیف کردید اما بهادر فکر همه چیز را کرده بود جز فکر جناب کلونل پریدوکس جنرال کنسول انگلیس را زیرا چیزی نگذشت که ژنرال کنسول انگلیس با کمک بودجه مخفی و عملی وفادار خود دست به کار شد و عده دیگر از افسران اردو را خرید و در یک چشم به هم زدن فرماندهی اردو را به محبوس تحویل داد و وقتی کلونل اسماعیل خان بهادر با چند تن ژاندارم خود به اردو رسید دید همه چیز برگشته و از بخت بد زندانی حاکم شده است قصه های دور هنوز مهلت یک ماهی من تمام نشده بود نشسته بودم که دیدم نگاهان کلونل اسماعیل خان بهادر با چهره در هم رنگ پریده به بیرجند آمده است او را از خراسان دور کرده بودند و قرار شده بود هر جا که می روه تحت نظر باشد و به دنبال او ایرج میرزا شاعر شوخ طبع ماسر نیز از دست قوام گریخته به ما پیوست زیرا قوام حکم توقیف او را نیز صادر کرده بود حالا شده بودیم سه تا سه آدم که به آینده این مجهول دیده دوختند مهلت من داشت تمام می شد می دانستم قوام و سلطن از من دست نخواهد کشید و بدین گونه من لحظات را در بیم و امید می گذرندم و او آن یکی که افسری پاک و دلیر و وفادار بود نمیدانست چه بر سرش خواهد آمد و مدام در فکر بود البته نه در فکر خودش بلکه در فکر آن سردار به خاک رفته و آرزوی گم شده پس میماند ایرج میرزا او هم از لودگی دست نمی کشید. سر به سر ما میگذاشت، گذاشت امیر همو را تحریک می کرد که بگوید و بخندد و به قول خودش بر بچه ها را مشغول بکند در این هنگام از تهران تلگراف رسید که امیر شوکت العلم بایستی هرچه زودتر اسماعیل خان بهادر را به تهران روانه نماید امیر اسماعیل خان را رو روانه کرد اما تلگراف محرمانه ای نیز به وزیر جنگ نمود و سفارش اسماعیل خان را به وزیر جنگ داد و خواهیم دید که این سفارش تا چه حد در سرنوشت کلونل بهادر موثر بوده است باری مهلت یک ماهه من تمام شد و جناب اشرف درست در رأس ماه دوم مجددا به امیر شوکت الملک تلگراف کرد که فوری مرا به تهران بفرستد اما امیر بار دیگر به او جواب داد که هنوز شرایطی را که ذکر کرده است به قوت خودش باقی است و نمیتواند مرا به مرکز روانه نماید این تلگراف به قول معروف گوشی را به دست جناب اشرف داد و او دانست که امیر هرگز مرا در چنگال او رها نخواهد کرد و او که مرد زیرکی بود گویا صلاح ندانست که در دو جبهه یعنی با امیر و سردار سپه به خاطر مجازات من بجنگد پس چه باید کرد آیا باید نشست و آزادی یاغیان را تماشا کرد نه این کار نشد اقلا کار دیگری باید کرد مراد تسکین کینه است پس چطور است دوباره به سراغ جسد بیدفاع کلونل پسیان برویم بله باید جنازه او را جابجا کرد بالاخره نخست وزیر که نمیتواند بیکار بنشیند نه مسلمان نه انسان باری چون نخست وزیر نمیتوانست بیکار بنشیند و من هم در چنگالش نبودم ناچار به سراغ جنازه کلونل پسیان رفت و ناگهان دستوری از مرکز صادر کرد که حتی دوستان او نیز از دستور او وحشت کردند چرا؟ مگر چه دستوری بود؟ بله؟ ایشان امر کرده بودند که فورا جنازه کلونل پسیان را از مقبره نادر بیرون کشیده آن را در زمین پرت و بینشان به خاک بسپارند از این نکتر برای دوستان کلونل پسیان چه بود این چه حکمی بود که نه در آیین مسلمانی بود و نه در حد و روش انسانی دوستان قوام به او گوشزد کردند که از لحاظ شرع نبش قبر گناه و حرام است و قائدین دین نبش قبر را حتی برای بردن جنازه و عطبات عالیات بدون وسیعت متوفا حرام و گناه می دانند. اما جناب اشرف گوشش به نبود و حکم حکم جناب اشرف بود. رونود ناچار دست به دامن کریشخان ارمنی که در رس شهربانی خراسان قرار داشت زدند و از او خواستند که چون ارمنی است و برای ارمنیان این عمل گناه نیست دستور جناب اشرف را اجرا نماید اما خان با رنگ پریده فریاد کشید من هرچه باشد یک انسانم و حتی از شنیدن این دستور نیز شرم دارم تا چه رسد به اجرای آن دستهای پلید به هرحال نبود دستور قوام و سلطنه می بایست اجرا می شد. دوستان او اگرچه از این عمل وحشت داشتند ولی به هر حال هرگز حاضر نبودند که به خاطر آخرین دستور همه خدماتشان بی اجر بماند. پس شروع به کار کردند. وقتی دست به دامان کریشخان زده بودند، امیدوار بودند که لاقل او از این کار روی بر نخواهد تافت. اما تیرشان به سنگ خورد و ناچار دوباره دست به اقدام دیگری زدند تا یک تن از هزاران خائن را پیدا کنند که دستور جناب اشرف را اجرا نماید اما هیچ کس حاضر نشد چرا؟ چون هنوز آب کفن آن شهید خشک نشده بود و هنوز دوستانش در ماتم او سوگوار و سیاه پوش بودند وانگهی مگر میشد در آن لحظات بحرانی جرقه بر توده های باروت زد و از همه اینا بدتر جواب به مردم را چگونه باید داد؟ مردمی که با کلونل پسیان دوست نبودند لاقل با عمل نفش قبر دشمن بودم. ولی به هر حال چاره چیست؟ به جناب اشرف قوام السلطنه چه باید پاسخ داد؟ آیا کسی نیست که این جنایت را انجام بدهد؟ چرا؟ چرا کسی هست؟ و آن کس نیست شخص آلوده دامن و نفرت است که بیش از همه کس مورد محبت کلونل پسیان بوده و کلونل او را از هیچ به همه چیز رسانده بود. پسینک موقع پاداش است و او باید جنازه سرور خیش را با درست های پلید خود جابجا نماید. من اسم او را میگویم و شما اسم او را به خاطر تام بسپارید تا آیندگان بدانند که یک مرد تا چه حد پست و دون است. و بلکه آن سوی دون و او رضاخان رفعت نظام بوده کسی که نمک خورده بود و اینک میخواست نمکدان بشکند و او نیمه شب حراسان و لرزان به دزدی جنازه رفت صندوق آهنی را که جنازه در آن قرار داشت در هم شکست و سپس جسد مردی را که تا بود از نامرد و نامردی نفرت داشت از صندوق به درآورد آن را کشان از شهر بیرون برد و آنگاه در حوالی دروازه سراب خاکش کرد و او عمله بود عمله مرد دیگری مردی که میخواست لکه هایی را که به تاریخ نشانده بود با ننگی دیگر و لکه دیگر پاک کند زیرنویس شعری از ایرج میرزا برای کلونل پسیان در رسای کلونل پسیان دلم به حال ای دوست دار ایران سوخت که چون تو شیر نری را در این کنام کنند تمام خلق خراسان به حیرت در که این مقاتل با تو را چه نام کنند به چشم مردم این مملکت نباشد آب و گرنه گریه برایت علت دوام کنند مخالفین تو سرمست باده گلرنگ موافقین تو خون جگر به کام کنند نظام ما فقط از همت تو دایر بود بیا ببین که چه بعد تو با نظام کنند رسید نوبت آن کس برای خونخواهی تمام عده ژاندارمری قیام کنند دروغ راست همه متهم شدند به جبن به هر وسیله ز خود رفع اتهام کنند مرام تو همه آزادی و عدالت بود پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند کسان که آرزوی عزت وطن دارند پس از شهادت تو آرزوی خام کنند به جسم هیئت جاندرمری روانی نیست وگرنه جنبشی از بحر انتقام کنند تو را سلامت از آن دشتکی نیاوردند کنون به مدفن تو رفته و سلام کنند پس از تو بر سر آن میزهای مهمانی پی سلامت هم استکاک جام کنند پس از تو بر سر آن ها سوار شوند عروسوار در این کوچه ها خرام کنند سبیل ها را تا به زیر چشم تاب دهند به قد و قامت خود افتخار تام کنند خدا نخواست که این مملکت شود آباد و تنپرستان بیهوده احتمام کنند از این سپس همه مردان مملکت باید برای زادن شپ تو فکر مام کنند سزد که هرچه به هر جا وطن پرست بود پس از تو تا به ابد جام مشک فام کنند دنبالی مدن جدال برای کدام عشق چند روزی که از مرگ کلونل گذشته بود ادهی جمع شدند تا دارایی کلونل را صورت مجلس کنند. دارایی مردی را که حاکم نظامی خراسان بود. مردی را که دستش به عرب و عجم بند بود و در سرزمین سروت دولت حکومت می کرد. و مخالفین و دشمنان و او میگفتند که او وارث میلیون ها ثروت است او میتواند سالهای سال در اروپا در هر نقطه دنیا که بخواهد با اندوخته های خیش به خوشی و عیش به سر ببرد و آن روز روز حساب بود روز آزمایش بود مردی بزرگ و سلحشور مرده بود و اینک عده آمده بودند تا از اموال او از آنچه بعد از وی به مانده بود صورت برداری نمایند حافظی من به درستی مدد نمی کند تا اسم همه ناظرین این حادثه را به یاد بیاورم ولی از آنها که می اسم میبرم. برم. کسانی که آن روز اموال کلونل را صورت برداری کرده بودند عبارت بودند از آقایان سید محمد تجدد شیخ محمد کازم تهرانی علی رحیم زاده تاه باز و دی دیگری که متاسفانه نامشان به یادم نیست و کار آغاز شد اموال او را حاکم نظامی خراسان را که فقیرترین اموال روی زمین بود صورت برداشتند و اینا صورت همه اموال او بود دو صندوق کتاب کتاب های فرانسه، آلمانی، ترکی و عربی یک جلد شاهنامه فردوسی یک تخت قالیچه ترکمنی به قیمت شهست تومان لباس سلام ژاندارمری یک دست لباس معمولی ژاندارمری یک دست چکمه یک جفت استکان سه عدد قوری آنم قوری بند زده یک عدد و این بود همه دارایی آن شهید بزرگ شنیدم وقتی که نوبت به صورت برداری از قوری رسید یکی با بغض و حسرت خطاب به شیخ خازم گفت آقا شما رو به خدا بنویسید بنویسید قوری آنم قوری بند زده یک عدد ناگاهان همه بر سر کوفتند و مدتا ساکت و مغموم گوشه ای نشستند و به اموال آن مرد از دست رفته خیره شدند اموالی که طبق نظر خود آنها بیش از دویست و تومان ارزش نداشت چرا چرا رئیس الوزرا او را نکشد و جنازه او را جابجا جا, جا نکند مردی را که لیاقت و استعداد و زرنگی او را نداشت که دو میلیون تومان در عرض سه سال پول بلند کند کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطنه بخش پانزدهم آخرین مهلت دیگر چیزی به پایان مهلت نمانده بود من و مرحوم ایرج میرزا هنوز مهمان امیر شوکت الملک علم بودیم بیماری همسرم تا حد زیادی بهبود یافته بود و من نیز می توانستم بدون کمک دیگران راه بروم. در این میان مرحوم ایرج میرزا کماکان مشغول ساختن بقیه عارف نامه بود. ماجرای همه ما پایان یافته بود. اما ایرج میرزا هنوز سرگرم ضربه زدن به عارف بود. ایرج از عارف به شدت مکدر شده بود و او را آدمی مقرور و بلند پرواز می شناخت و دلیل او نیز این بود که می گفت من عارف را خیلی دوست داشتم مردی وارسته و شوریده بود و به همین دلیل وقتی شنیدم به مشهد آمده از سر از پا نشناختم برای او همه گونه وسایل آسایش را در خانه مهیا ساختم زیرا فکر می کردم که عارف محض ورود به خراسان به خانه من خواهد آمد اما رفت به باغ خونی و هرگز فکر نکرد که اقلا روزی به سراغ من بیاید و حالی از من بپرسد او با دو نفر دیگر که از سهران با خودش آورده بود همه مدت را در باغ خونی منزل کرد و هرگز نپرسید که ایرج زنده است یا مرده من دیدم ایرج درباره ماجرای منزل کردن در باغ خونی عارف دچار توهم و اشتباه شده است من برای او شرح دادم که عارف وقتی به خراسان آمد دشمنان و مخالفین نهزت شایع ساخته بودند که عارف با دو نفر از تروریس های مشهور به مشهد آمده است تا کلونل پسیان و همه سران قیام خراسان را ترور بکند این شایعه به گوش عارف هم رسید و او را به شدت افسرده و ملول ساخته بود اما کلونل پسیان هرگز این ماجرا را به روی او نیاورد و عارف نیز برای آنکه رفع هر گونه شایعه ای را بنماید تصمیم گرفت همه شب و روز خود را در باغ خونی به سر برده و با دوستان سرگرم شود و لاجرم در شهر راه نیفتد که باز دشمنان برای او خبر بسازند بعد از این مقدمه به ایرج گفتم پس با این حساب میبینی که موضوع تکبر و غرور در میان نبود او گرفتار بود و نمیتوانه سرچ زودتر سری به تو بزند وانگهی صلاح نیست که او را بیش از این بیازاری زیرا چنان که میدانی او بعد از قتل کلونل سر به کوه و بیابان گذاشته است و شب روزش با گریه و زاری میگذرد به قول معروف اگر تو کوتاه بیایی به صلاح همه ماست زیرا فردا نخواهند گفت که این دو ستایی که کباده آزادی و ایاری میکشیدند هرگز نتوانستند حتی خودشان با خودشان توافق کرده با همدیگر کنار بیایند اما ایرج ولکن معامله نبود دور از چنگال انتقام قوام و سلطنه و آسوده از حیاهوی زندگی دقایق راحتی خود را مشغول عارفنامه بود و دلش میخواست دمار از روزگار عارف در بیاورد او می گفت گیرم که به خاطر آن شایعات احوالی از پن نپرسید اما توهین آن شب از چه بود من آن شب به خاطر شنیدن آواز او و به خاطر شنیدن آوای پیانو مشیر همایون شهردار به باغ ملی رفتم و هنوز نشسته ننشسته آقا لعنت بر گور خاقان فتلی شاه فرستاد و من هم ناچار مجلس را ترک کردم و رفتم خب حالا که این بازی را شروع کرد اجازه بدهید من تمامش کنم تا فردا نگویند که عارف با ریش بابا بازی کرد و بابا هم خوشش آمد و خوابش برد بله مرحوم ایرج هم مشغول کارش بود منتها کاری که تا دنیا دنیا سیادگارش باقی خواهد ماند بیچار عارف را دو چیز نابود کرد و از زندگی ساقت ساخت به طوری که سر به کوه و بیابان گذاشته بود و کمتر در مجالس عمومی دیده میشد و آن دو چیز یکی مرگ کلونل بود و آن دیگری ضربه عارف ایرج و چنان کاری و عمیق بود که عارف می گفت توهین ایرج منو پیر کرده و بالاخره منو خواهد کشت پیامی در ظلمت کابینه قوام السلطنه سقوط کرد بله آخرین روزهای مهلت بود که این حادثه ی عجیب برای ما پیش آمد چند روز به اواخر دی ماه 1340 قمری مانده بود که ناگهان یک روز صبح میر آخر امیر سرزده به اتاق خواب من آمد و گفت آقای معتصم السلطنه چرا خوابیده اید؟ گفتم چه کار بکنم مگر خبری شده؟ او گفت اگر به کسی نگویید خبری شده؟ گفتم چرا به کسی نگویم مگر موضوع چیست؟ گفت سرکار امیر نباید بداند که من ماجرا را برای شما گفتم چون به ما سفارش کردند که چیزی به شما نگوییم دیگر طاقت نیاوردم از جا بلند شدم و گفتم برادر تو که مرا خفه کردی بگو ببینم چه اتفاقی افتاده او گفت امروز تلگراف رسیده که قوام السلطنه سلطن محضول شده است او دیگر رئیس الوزرا نیست من با عجله نزد امیر رفتم و دیدم که او لبخند بر لب دارد و به محض دیدن من گفت آقای معتصم و سلطانه دستور رسیده است که شما را هرچه زودتر تحت الحفظ به مرکز بفرستم گفتم والله من اسیرم و تو امیر امیر هر کار میتواند با اسیرش بکند او خندید و تلگرافی را به من نشان داد این تلگراف برای امیر بود نوشته شده بود ریاست وزرا به من محول گردید حسن پیرنیا و درست در همین لحظه مخاطب رفیعی رئیس پست و تلگراف به نزد ما آمد و خطاب به من گفت که مجدگانی بدهید که خبر جالبی دارم و تلگرافی به دستم داد که مضمونش عینا چنین بود جناب مستطاب عجل آقای معتصم السلطنه از پیش آمد راجع به شما متاسفم به امیر شوکت الملک والی خراسان و امیر لشکر شرق دستور داده شد که برای شما اسکور تهیه کرده تا محترمانه به تهران تشریف بیاورید. حسن پیرنیا و متعاقب تلگراف مشیر و دوله تلگراف دیگری نیز فوراً به دستم رسید که از تیمورتاش و حاجی ناصر و سلطنه بود. در این تلگراف ها نیز اشاره شده بود که قوام و سلطنه معزول گردیده است. آخرین دستاویز خواستم هرچه زودتر به طرف تهران حرکت بکنم اما امیر شوکت الملک علم نگذاشت و گفت زمستان در پیش است و همه راهها از برف بسته است حالا که خیالت از جانب قوام سلطنه راحت شده زمستان را هم پیش ما بماند و پس از گذشت سرما و برف به سوی تهران حرکت کن من ناچار تقاضای امیر را پذیرفتم تقاضای مردی را که به قایت کریم و بزرگ بار بود اگر او و بیش از او مادر مدبر و کاردان او نبود من اینک چندین کفم پوسانده بودم و دیگر نامی هم از من و خانواده هم در میان نبود خدا روان آنان را رو شاد بدارد که در روزگار ما کرامت و جوان مردیشان افسانه می نماید اوایل اسفند بود که به تهران حرکت کردم وقتی از خراسان دور می شدم همه خاطرات گذشته یک بار دیگر در من زنده شد و جان گرفت و آنها که بر من گذشته بود کابوس بود کابوس سیاه و شوم من به دستور سید زیاددین تبا تبایی رئیس دولت کودتا یا به قول مخالفین او رئیس کابینه سیاه کارگزار کل ایالت خراسان شده بودم مردی چون قوام و والی این ایالت بود و مرد دیگری که درست نقطه مقابل قوام بود رئیس رژیمان نهم ژاندارمری یعنی فرمانده قوای خراسان بود ما قوام را به اتهام رشوه خالی گرفتیم و توقیفش کردیم و چند روز بعد مثل همه افسانه‌های های شرقی ناگهان محکوم رئیس الوزرا شد محکومی که خیال داشت در خراسان خود اعلام نماید و بعدش کابینه سیاه رفت و کابینه سفید به فکر انتقام افتاد. رئیس کابینه که جرأت نداشت با سردار سپه عامل کودتا دست و پنجه نرم کند به فکر نابودی مجریان برنامه کودتا افتاد و بالاخره آنقدر زد تا ای را به خاک و خون کشید و ادهی دیگر را اسیر و در کرد و اکنون قوام نیز سقوط کرده بود. مردی که مرا محکوم به اعدام میدانست از ریاست دولت برکنار شده بود و من با چنین خاطرهای سهمگینی بار دیگر پس از مدتی دوری از تهران قدم به پایتخت گذاشتم قوام سلطنه دوباره رئیس الوزرا شد اما هنوز چند روزی از اقامت من در تهران نگذشته بود که ناگهان زمزمه های عجیبی بلند شد باز خبر از تحریکات قوام سلطنه در مجلس بود جسته گریخته میشنیدیم که قوام سعی می کند به کمک دوستانش رئیس دولت را تضعیف کند و خودش بار دیگر زمام امور کشور را در دست بگیرد و دست بر غذا هنوز رنج سفر از من دور نشده بود که درست در اواخر ماه شعبان قوام السلطنه بار دیگر رئیس الوزرا شد و هنوز چند روزی از نخست وزیریش نگذشته بود که بلافاصله تصویب نامه ای از مجلس گذراند و مرا برای همیشه از خدمات دولتی اخراج کرد. بله به این ترتیب من برای ابد از خدمات دولتی معاف شده بودم. این برای من قابل پیش بینی بود زیرا میدانستم که قوام السلطن از من به این آسانی ها دست نخواهد کشید. او تا زهرش را خالی نکند آرام نخواهد گرفت. پس تکلیف من در این میان چه بود؟ هیچ اول اعتراض کردم و تقاضای دادرسی نمودم اما دوستان قوام که حاکم بر امور بودند به اعتراض من توجهی نکردند و من ناچار به فکر افتادم که بار دیگر بایستی آخرین راه را برای مقابله با قوام و سلطن انتخاب کرد همان راهی را که در خراسان پیش گرفته بودیم و همان راهی که قوام دوست می داشت. اتفاقا مخالفین قوام السلطنه در تهران کم نبودند و مهمتر از این عده دیگر از یاران ما که در مشهد با ما بودند یکی پس از دیگری به تهران فرار کرده بودند و دوست داشتند یک طوری انتقام کشت و کشتار را از قوام السلطنه بگیرند اگرچه سفارایی ما نمیتوانست ما را به پیروزی قطعی نوید بدهد ولی دست کم این بود که کار را به تقدیر حواله نکنیم دست روی دست نگذاریم و بنشینیم که از ذره‌ای کسی به ما رحم بیاورد فقط امید ما این بود که ممکن است در مسیر مبارزه ای از مجلسیان و رجال مخالف قوام نیز به ما پیوسته و به خاطر سرنگون ساختن او ما را یاری بدهند میخواستیم قوام و سلطنه را جلو مجلس سنگسار کنیم روز 28 سفر 1341 قمری ما عملا وارد کار شدیم آن شب قوام و سلطنه در مجلس بود من نیز در بالخانه یکی از خانه های صدر و سلطنه نشسته بودم و با حالت تب و ناراحتی ماجرایی را که میبایست اتفاق میافتاد اداره میکردم هدف این بود که قوام را در مقابل مجلس شورای ملی سنگسار بکنیم و برای این کار نخست میبایست عدهای به طرف اتومبیل او حمله کرده و لاستیک های اتومبیلش را پاره نمایند با درست شدن این صحنه قوام السلطنه برای مشاهده اوضاع از مجلس بیرون خواهد آمد و ما نیز شروع به کار خواهیم کرد اما وقتی این خبر را برای او بردند از جایش تکان نخورد فورا دیویست نفر جاندارم خواست و دستور داد هرچه زودتر کالسکهش را آماده کنند و چند لحظه بعد به اتفاق عده زیادی جاندارم سوار کالسکه شد و از مجلس فرار کرد به دستور قوام السلطنه مرا زندانی کردند بعد از فرار قوام السلطنه سلطنه از مجلس مأمورین به تحریک او من رو در همان محلی که نشسته بودم دستگیر و به شهربانی بردند. فردای آن روز عده زیادی از دوستان من و عده زیادی دیگر از مخالفین قوام السلطنه با دسته های گل به دیدن من به نظمی آمدند و درست در همان لحظات مرحومین تباتبایی و سلیمان میرزا در مجلس به شدت به قوام السلطنه حمله کردند و درباره وضع من از او توضیح خواستند. شدت حملات این دو نماینده مجلس چنان بود که قوام السلطنه ناچار به مؤتمن الملک رئیس محترم مجلس شورای ملی پناه برد و از او خواهش نمود که نگذارد آقایون وکلا به او اهانت و توهین نمایند در نظمیه از من استنتاق شد مستنطق آقای سرتیپ سهیلی بود ایشان در آن موقع با درجه سروانی در نظمیه انجام وظیفه میکردند و از افسران خوب و درست و از تربیت شده های افسران سعودی بودند. من به تفصیل علت بیمهری آقای قوام و را برای ایشان شهر دادم و درست در لحظاتی که من در مقابل میز مستمتق نشسته بودم در مسجد سپهسالار سالار به خاطر آزادی من میتینگ برپا شده بود. این میتینگ را دوستان من و عدهای دیگر از مخالفین قوام السلطنه به رهبری مرحوم سعیدالعلما که مقام پدر روحانی مرا داشت برپا کرده بودند. حملات نمایندگان مجلس به قوام السلطنه و دیدار مخالفین او از من و برپا شدن میتینگ در مسجد سپه سالار و تذکر شدید سردار سپه به قوام و سلطنه همه و همه باعث شد که من پس از یک هفته از زندان خلاص شوم. شاید او که مرد زیرک بود صلاح نمیدانست که در آن واحد در چند جبهه بجنگد مخصوصا که از نفوذ سردار سپه بیش از همه وقت حراس داشت شاید میخواست گرفتاری هایش را تا حدی رفع کرده و به اتفاق دوستان نماینده‌اش با سردار سپه دست و پنجه نرم کند آزادی من از زندان کابینه مصطفی الممالک به هر حال هر چه بود من از زندان آزاد شدم آزاد شدم و بار دیگر کشمکش ها از سر گرفته شد و چیزی نگذشت که قوام السلطنه بار دیگر ساقط شد و به جای او مرحوم مصطفی الممالک رئیس الوزرا گردید و تصویب نامه ای را که آقای قوام السلطنه درباره اخراج من از خدمات دولتی به آسانی از مجلس گذرانده بود مرحوم مصطفی به همان آسانی در مجلس ابطال کرد مجلس چهارم قوام السلطنه مرد بی آرام چهارمین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ایران از هر جهت قابل بررسی و بحث است زیرا این دوره از مجلس در شرایطی خارق العاده تشکیل یافت و در لحظات بحرانی دست به اقداماتی زد که از جهت تاریخ بعد از مشروطیت ایران بسیار در خور اهمیت است این همان مجلس پراشوبی است که من نماینده اش بودم ولی به تحریک و دستور صریح قوام السلطنه اعتبارنامه من و عده دیگر به اتهام محرکین و مجریان برنامه های کودتا لغو گردید و اکنون ببینیم جناب قوام السلطنه در مجلس چهارم که سمت نمایندگی مشهد را داشت تا چه حد در مقابل مصطفی الممالک بیکار می و تا چه حد رعایت حال جانشین خود را خواهد کرد و باز درست در همین مجلس بود که قوام السلطنه به عنوان نماینده مشهد انجام وظیفه می کرد لیدر اکثریت این مجلس مرحوم مدرس بود مدرس معتقد بود که مجلس شورای ملی ایران یعنی او و این اوست که نمایندگان را انتخاب کرده و به موجودیت آنان معنی بخشیده است و گاه پا از این حد هم فراتر می نهاد و اعلام می کرد که دولت ها بایستی با نظر او روی کار بیایند و با اشاره او از کار بر کنار شوند. شک نیست که مدرس مردی بسیار و پرست، نیک نفس و پاک بود اما تعصب و غرور او هرگز مجالش نمی داد که فضائل خود را بیش از پیش عیان نماید. غرور و تعصبی که گاه آدمی را دچار انزجار می کرد. مرحوم مدرس غالبا رجالی را دوست می داشت که پای کرسی او نشسته و قوری از منقل برداشته و توی استکان آقا چایی بریزند و دو دستی تقدیمش کنند و بعد کار ارادت را به جایی برسانند که آقا با خوشحالی زمزمه نماید که از اولش پیدا بود که از عالی در وطن پرستی جفت ندارید و به همین دلیل مرحوم مدرس همیشه قوام و سلطنه را دوست می داشت. زیرا قوام توانسته بود نقطه ضعف این مرد شریف را پیدا نموده در مقابل او چنان نمایشی بدهد که آقا را همیشه نسبت به خودش خوشبین نگه دارد و از طرفی آقا میل داشت تا هر قدر که میتواند قوام و را جلو سردار سپه علم بکند زیرا سردار سپه کسی نبود که پای کرسی بنشیند و به ایشان کرنش بکند با این کیفیت تکلیف مستوفی و الممالک نیز روشن بود زیرا در آن روزگار مصطفی از لحاظ شخصیت و انسان دوستی در همه ایران معروف و مشهور و یک چنین رجل اصیلی هرگز راضی نمیشد که به خاطر رئیس شدن به دست بوسی کسی برود. علال خصوص که او هرگز میل نخص وزیری نداشت و این احمد شاه بود که از او تقاضا کرده بود در چنان شرایط بحرانی زمام امور کشور را در دست بگیرد. و بدین گونه بود که ناگهان ملت ایران مشاهده نمود که دو مرد دو مرد مقتدر و محبوب نابهنگام در مقابل یکدیگر ایستاده و آماده ی حمله شده اند. دو مردی که از لحاظ درستی و پاکی معروف همه مردم ایران بودند و در این میان قوام السلطنه هم هیزم کش کوره داغ بود و مدام مرحوم مدرس را تحریک می نمود. تحریکش می نمود تا بتواند بار دیگر کرسی نخست وزیری را اشغال بکند بالاخره کار به جای رسید که مدرس بیدلیل به مستوفی تاخت و نطخ معروف خود را علیه وی در پشت تریبون مجلس ایراد نمود من قسمتی از نطخ او را برای شما تکرار می کنم تا بدانید آن مرحوم تا چه اندازه مقرور بوده است و این چند پاراگراف از خطابه معروف اوست که در روز یک شنبه 13 هم محوت 1301 توسط خود او در مجلس شورای ملی ایراد گردید. البته همه ی وکلا همین قسمند همه خوب همه چیز فهم هستند و علل خصوص اشخاصی که تشریف دارند ولی بنده در این شهر شما و مملکت شما معتقد به سیاستی هیچ یک از رجال شما نیستم و هیچ رجلی را سراغ ندارم که از قوام بالاتر باشد می شود جهل مرکب باشم می شود مطابق با واقع باشم و مقلد سیاست هیچ از رجال نیستم و هیچ رجلی از رجال مملکت چه اروپا رفته و چه نرفته را ندیدم که دماغش بالاتر از دماغ خودم باشد می شود جهل مرکب باشم اما انشاءالله که نیستم و سپس در پروگرام دولت و سیاست خارجی آن چنین نظر داد در پروگرام ها یک موادی هست که برای زینت نوشته می شود حالا میخواهید زینت بگویید میخواهید پروگرام بگویید مثلا به عقیده من روابط حسن داشتن با دنیا کدام است البته روابط با تمام دنیا باید حسنه باشد اما حسنه چیست؟ نسبت به همسایه ها، نسبت به غیر همسایه ها، نسبت به دولت شمال، نسبت به دولت جنوب این نسبت ها رو من میدانم و شما اما در پروگرام بایستی نوشت که روابط حسنه تا چه اندازه تا چه نسبت من هم روابط حسنه دارم با تمام دنیا من هم حسن هستم آقای رئیس الوزرا هم حسن است اما این حسن با آن حسن خیلی تفاوت دارند من روابط حسن با دولت انگلیس دارم با دولت روس دارم تازگیها ها با آمریکا دارم اما این روابط حسن خیلی تفاوت دارد و اینها مرام است و من نمیتوانم با این الفاظ قانع شوم من باید حسن را در ترازو بسنجم و ببینم سبکی و سنگینی آنها را ببینم به اندازه خودش هست یا کم است یا زیاد است در آن روز مدرس توانست مصطفی الممالک را به باد استحضا گرفت مصطفی با کمال خونسردی گوش کرد اما وقتی تنفس داده شد همه وکلا دانستند که مرحوم مدرس به خاطر قوام و سلطن سینه چاک می کند. آن روز وقتی تنفس اعلام شد بیشتر نمایندگان مخصوصا شاهزاده سلیمان میرزا به مدرس اعتراض نمود که حیف بود شما نسبت به مرد محترمی مانند مستوفی این همه اهانت روا بدارید راستی جواب مردم را چه خواهید داد مدرس در مقابل وکلا فریاد کشید که مستوفی مثل شمشیر جواهر نشان و مرسه است که فقط به درد تشریفات می و برای روزهای بزم و سلام بایستیان را به کمر بست ولی قبا و مسلطن شمشیر فولادی است برای روز رزم بایستیان را به دست گرفت و اکنون ما احتیاج به شمشیر فولادی داریم نه تشریفاتی در این زمان هیاهوی مجلس چهارم در اوج خود بود رهبران مخالف دولت عبارت بودند از مدرس قوام السلطنه و نصرت دوله و رهبران موافقین دولت مجلس عبارت بودند از سلیمان میرزا و محمد صادق تباتبایی مصطفی که اصولا از هر گونه جنجال و بیحرمتی بدش میآمد و فوری ناراحت و مقموم می شد یک بار دیگر نزد احمد شاه رفت و استعفای خیش را به او تقدیم نمود اما احمدشاه مجددا از او تقاضا کرد که تا حد امکان در مقابل مخالفین پایداری نماید اوضاع بدتر از بد شده بود احمدشاه میترسید که با رفتن مستوفی بار دیگر قوام مسلطن روی کار بیاید قوام از نظر احمدشاه مرد باثبات و وفاداری نبود او قوام را آدمی معاملهگر و استفادهجو میشناخت و از طرفی حساب میکرد که ممکن است به جز قوام مرد متنفذ و بیباک دیگری پس از مصطفی به کرسی ریاست وزرایی تکیه بزند و او از قدرت روزافزون آن مرد یعنی سردار سپه احساس ناراحتی شدید میکرد پس از نظر او صلاح بود که مصطفی تا میتواند بر روی کار باقی بماند اما مصطفی خودش شخصا از این تکلیف ناراحت بود و در این میان مردم ایران نیز نگران مبارزه این مرد معروف و وطن پرست بودند. آنچه که مسلم است مدرس که مردی بقایت سیاس و مدبر بود هرگز چنان قدرتی نداشت که پنجه به روی مصطوفی بیافکند و چند مسئله او را به میدان کشانده بود که مهمترین آنها زهر چشم گرفتن از سردار سپه یعنی وزیر جنگ کابینه مصطوفی بود و آن دیگری تمایل قلبی وی به قوام السلطنه را میتوان نام برد زیرا قوام خودش را مجری سیاست کلی مدرس قلمداد کرده بود و بالاخره آنچه که نمی بایست اتفاق می افتاد اتفاق افتاد و آن چنین بود استیزاه سیاست خارجی مصطفی الممالک توسط مدرس بسم الله الرحمن الرحیم مقام ریاست مجلس شورای ملی شگد الله ارکانو این جانب نسبت به رویه دولت در سیاست خارجی استیزاه دارم فی شهر لبیسته که شوال 1341 مدرس و متعاقب ارائه این ورقه استیزاه از مصوفی الممالک شروع کردید مدرس نطخ کرد و عدهای دیگر نیز حرفا زدند و چون ایام فطرت مجلس نزدیک بود و هر یک از وکلای مجلس میل داشتند که طبق استنباط خود هر چه زودتر خیشتن را به نخست وزیر آینده چسبانده و لاجرم در انتخابات آینده نیز موفق شوند به در این معرکه حیران بودند و نمیدانستند که جانب کدام یک از آن دو مرد معروف را بگیرند اما مصطفی به موقع قد علم کرد و آن خطابه معروف خیش را در مجلس ایراد نمود و سپس بدون آنکه رأی گرفته شود استعفا کرد و از مجلس دور شد او از مجلس دور شد اما خطابه او طوفانی در ایران ایجاد کرد و بدون کوچکترین تردیدی باید بگویم که مدرس در این جدال قسمتی از وجهه ملی خیش را از دست داد خطابه تاریخی اجازه بدهید قبل از شرح پایان ماجرا قسمتی از خطابه معروف او را برای شما بنویسم او در آن روز پرهیاهو پشت تریبون مجلس رفت و گفت من هیچ وقت به اصرار و اسباب چینی و برانگیختن وسایل مثر کار نشدهام و هیچ وقت اصرار به دخالت در این کار به عللی که عرض کردم نداشته و ندارم و در سایر مواقع هم آقایانی که تشریف دارن میدانند که به مجرد حس یک بیمیلی یا از طرف مجلس در دوره های گذشته یا از طرف اعلا حضرت فورا کنارگیری نموده و هیچ وقت استقامت نمی نمودم. من با کمال جرأت عرض می کنم که کابینه من قصوری نکرده و آنچه که توانستم و ممکن بوده انجام دادم. و یا یعنی آنکه در شرف انجام بوده است و خود بیانات آقای مدرس هم نشان میداد که حقیقتا یک اعتراض واردی نداشته و فقط یک قدری بیلطفی بود حالا که مطلب کاملا روشن شد و فقط اصولی هم که آقای زکا وزیر خارجه اشاره کردن به عمل آمد من هیچ اصراری به ماندن ندارم و اشتیاقی هم ندارم با اینکه تا یک درجه هم به آقایان معلوم شد که مخالفت آقایان مخالفین بیلطفی بوده است که از این دولت بدشان می آمده است میدانم وضعیت طوری است که اشخاص امثال من اصلا دخالتشان در امور چندان پیشرفتی ندارد و متاسفانه و بدبختانه در این مملکت هم اشخاصی میخواهند که داخل کار بشوند و آجیلهایی هم بگیرند آجیل هایی هم بدهند من میگیرم و نمیدهم اصراری هم به ماندن ندارم و این ایام غیبت مجلس را که شاید به عقیده بعضی ایام کشی فرض شود به اشخاصی که اشتها دارند واگذار میکنم و میده من هم خراب است و نمیتواند حزم کند و از اینجا هم میگذرم و میروم خدمت اعلی حضرت همایون و برای حفظ احترام و اکثریت استفای خودم را تقدیم می کنم. او اینها را گفت از مجلس بیرون رفت. از مجلس بیرون رفت و طوفانی در تهران برپا شد. قوام سلطنه به دنبال او پشت تریبون رفت و گله ها کرد. تفلکی گفت دندان ما هم برای خوردن آجیل خوب نیست. اما با این حرفا نمیشد طوفان تهران را برطرف ساخت طوفانی که در همان لحظات به مجلس نیز سرایت کرده بود و صدای مرده قوام و سلطنه از میان لوژ تماشاچیان نیز به گوش می رسید و چیزی نگذشت که متعاقب این تظاهرات روزنامه ها نیز قلم ها را راه انداختند و فروخی یزدی مدیر روزنامه طوفان ربایی رو تندی را در صفحه اول روزنامه اش چاپ کرد و متعاقب او عشقی شعر معروف خیش را سرود که چند بیت آن را می آبرم. این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود دیدی چه خبر بود هر کار که کردند زرر روی زرر بود دیدی چه خبر بود مستوفی از آن نطق که چون توپ صدا کرد مشت همه با کرد فهمان که در دوره چارم چه خبر بود دیدی چه خبر بود و آخر. تهران در تب مردم برافروخته و خشمگین بودند فریادهای اعتراض از هر سو بلند بود تهران در بحرانی بزرگ فرو رفته بود چنانکه احمدشاه به سردار سپه توصیه کرد مواظب وضعیت امنیتی شهر باشد اما مردم دسته به دسته به خانه حاج سید ابوالقاسم مجتهد کاشانی رفته از او تقاضا میکردند هر چه زودتر به احمد شاه بگوید که استعفای مصطفی الممالک را نپذیرد به هر حال چاره نبود عصر روز سهشنبه دوم جوزای 1302 حاجی ابوالقاسم کاشانی به نمایندگی مردم تهران و نازم و تجار کرمانی به نمایندگی کسبه و تجار به کاخ گلستان رفتند و خواسته های مردم را به شاه گفتند احمد شاه با آنان جواب داد جناب آقای مصطفی الممالک به تقاضا و اصرار خودشان استعفا دادند من راضی به کنارگیری ایشان نبودم اما شما به ملت اطمینان بدهید که به زودی شخص مورد اعتمادی برای احراز مقام نخست وزیری به مجلس شورا معرفی خواهد شد و چیزی نگذشت که احمدشاه مشیر و دوله و معتمن الملک را به قصر فرهآباد احضار کرد و از مشیر دوله خواست که هرچه زودتر زمام امور کشور را در دست بگیرد اما مشی رو خواهش کرد که اجازه بدهد چند روزی در این مورد فکر بکند مدرس که نمیتوانست تصور بکند پس از استعفای مستوفی دچار چه وضع و مواجه به چه اعتراضهایی خواهد شد به ظاهر سکوت کرد و حتی دیگر در آن بهبوه نامی از قوام و سلطنه یا به قول خودش از شمشیر فولادی به میان نیاورد و چطور میتوانست بیاورد در لحظاتی که مردم بیتابانه خواستار زمامداری مجدد مصطفی الممالک بودند او چگونه میتوانست صحبت از رئیس الوزرایی مردی بکند که به خاطر ها و کارشکنی هایش مورد اعتراض مردم بود به هر حال روز 28 شهر شوال 1341 قمری دست خط احمد برای نخست وزیری مشیر و دوله و به دستور مستقیم مشیر و دوله من به سمت ریاست محاسبات و وزارت امور خارجه منصوب گردیدم. کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند خاطرات سیاسی فرخ نوشته معتص مسلطنه بخش شانزدهم. یادی از آقای وزیر در کابینه مرحوم مشیر دوله آقای دکتر محمد خان مصدق و سلطنه وزیر امور خارجه بود من آقای مصدق را قبل از آن نیز می شناختم. و یک نسبت فامیلی دور هم با یکدیگر داریم ولی نخستین بار بود که در یک وزارتخانه با هم کار می کردیم. یک روز بین من و ایشان نقاری پیدا شد. ایشان دستور داده بودند که به عده از کارمندان دو رتبه اضافه بدهیم. در ماهیت کارمندان مذکور وارد بحث نمی زیرا اکثرا آدم های درست و لایقی بودند ولی نفس عمل یا دستور صحیح نبود. و از لحاظ اداری نمی توانستم صرفا به به دستور وزیر ای از کارمندان را که مثلا رتبه پنج بودند ناگهان به رتبه هفت ارتقا بدهم و در وسط سال برای آنان ردیف بودجه نیز تعیین نمایم ناچار من زیر بار نرفتم و به آقایم گفتم این کار به این شکل درست نیست و آنان فورا نزد آقای مصدق و سلطنه رفتند و شکایت بردند که معتص السلطنه زیر بار دستور شما نمی رود و همان روز دکتر مصدق مرا احزار کرد و گفت آقای معتص مسلطنه چرا کار آقایان را درست نمی کنید؟ من ماجرا را برای ایشان شرح دادم و اضافه کردم که لابد میدانید که مالیه ی مملکت دست آمریکایی هاست و دکتر میلسپو برای آنکه بتواند کاری در این دیار بکند عمدن مو را از ماست میکشد پس صلاح نیست با این خزانه توهی یک مرتبه چنین کاری بشود وانگهی این بدعت باعث خواهد شد که به دنبال دستور شما فردا فلان وزیر هم برای عدهای دیگر از کارمندان خودش تقاضای دو رتبه اضافی بکند اجازه بفرمایید این دستور را ندیده بگیریم آقای مصدق و سلطنه گفتند شما چرا میخواهید برای خودتان دشمن درست بکنید برقها را امضا بکنید و رد کنید به آمریکاییها آنها یا قبول می کنند یا نمی کنند اگر کردند که مراد حاصل است اگر نه بگذارید مردم از آنها ناراضی باشند نه از شما گفتم قربانت کردم فورا حکیم باشی را دراز خواهند کرد مرا به محکمه جلب خواهند نمود و خواهند گفت که تو چطور زیر ورقه ای را که برخلاف قانون دارایی مملکت تنظیم شده است امضا گذاشته ای آقای مصدق و سلطن عصبانی شدند و گفتم خب آقا پس فرقا را بیارید من امضا بکنم من هم فوری پرونده ها را نزد ایشان بردم و ایشان با همان حالت عصبانی همه ورقه ها را امضا نمودند و ظاهرا هم خودشان راضی شدند و هم کارمندان اما فردای آن روز دکتر میلسپو مرا خواست و آن پرونده ها را به من نشان داد و گفت اینها چیست؟ گفتم حضرت علی میبینید که چیست. گفت بله ولی چطور در وزارت خانه یک پرونده مالی تشکیل می‌شود و امضای رئیس محاسبات در آن پرونده ها موجود نیست؟ من جریان را برای او تعریف کردم و او هم بلافاصله اعتراض اعتراضامیز به مشیر دوله نوشت و سپس شکایتی نیز از آقای دکتر مصدق به دادگستری کرد. و تا مصدق و سلطن وزیر خارجه بود و من هم ریاست محاسبات آن دستگاه را به عهده داشتم نفهمیدم کار آن شکایت در دادگستری به کجا کشیده شد سردار سپه دستور توقیف قوام و سلطنه را صادر کرد آن روز ناگهان خبری مثل بمب در تهران صدا کرد خبر چه بود سردار سپه قوام السلطنه را توقیف کرده است چرا برای آنکه قوام السلطنه قصد ترور سردار سپه را داشته است من در روایت این ماجرای عجیب تاریخی به نحو محسوسی دچار محسورم لابد میپرسید چرا ببینید قوام بد یا خوب مرده است من درباره او آنچه را میگویم که بوده یا در زمان او آن جریان اتفاق افتاده است از طرفی اعلی حضرت فقید نیز تن به بستر خاک کشیده اند و این راز بزرگ تاریخی متاسفانه با نبودن آن دو قهرمان همچنان مستور مانده است اینکه قوام شخصا در این حادثه دست داشته است یا نه به عهده زمان است باید اسناد و مدارکی پیدا بشود و اتهام قوام و سلطنه را به ثبوت برساند به هر حال اجازه بدهید که من آنچرا که اتفاق افتاده بود برای شما تعریف بکنم بله روز 27 سفر 1342 قمری سردار سپه قوام و سلطنه را به وزارت جنگ احضار می کند و همانجا دستور توقیف او را میدهند. دهند. ماجرا از این قرار بوده که ادهی تروریست مدتها به خاطر یکی دو فقر سرقت و قتل مورد تعقیب بوده و بالاخره پس از مدتی چند نفر از آنان دستگیر شده و وجود یک کمیته سری ترور در تهران افشا می شود و چیزی نمی گذرد که مکرم سلطان برادر زاده سردار انتصار به علت وابستگی به این کمیته دستگیر و متعاقب او سردار انتصار از اصفهان احضار و توقیف می گردد توقیف شدگان عضویت این کمیته را اعتراف می کنند و می گویند که قوام و سلطنه نیز در رأس این کمیته قرار داشته و میخواسته از سردار سپه را ترور نماید و عجیب این است که یک روز قبل از توقیف قوام السلطنه سفیر روس از آن مطلع شده و به مرحوم سید محمد صادق تبا تبایی میگوید مجده بدهید فردا قوام السلطنه زندانی خواهد شد و این خود نشان میدهد که روسا تا چه اندازه از قوام متنفر بودند و از طرفی اوضاع نشان میداد که انگلیس ها نیز چندان به قوام نظر خوشی نداشتند زیرا آنها میدیدند که قوام برخلاف انتظار آنها پیش از آن که به فکر احیا و یا مرمت سیاست انگلستان در ایران باشد به فکر خودش و تسکین حوث ریاست طلبی خیش است پس این هر دو سیاست به محض توقیف قوام دم بر و بلکه شاد هم شدند اکنون ببینیم حادثه چگونه آغاز شده بود. روز نهم برج جوزای 1302 ماجور عبدالله خان رئیس نظمیه قزوین گزارشی درباره دستگیری چند تن تروریست به مرکز میفرستد و چیزی نمیگذرد که پای مردی به نام عبدالسمد خان به میدان کشیده می شود و او در بازجویی ها میگوید بار سال گذشته چند مرتبه با سردار انتصار نظر به سابقی که در استنتاق قبل گفته شده است در منزل خودش ملاقات کردم در ضمن ملاقاتی که من حضور داشتم منتخب سلطان با مکرم سلطان اخویزاده خود سردار انتظار صحبت میکرد و از وضعیات شکایت داشت که وضع ایران چقدر بد است از بد و مشروطیت به این طرف چه قضایایی پیش آمده است و بعد صحبت سردار سپه به میان آمد و او گفت با یه هر طور هست دست سردار سپه را از مملکت کوتاه کرد و یا آنکه دست جمعی برویم در مملکت دیگر زندگی بکنیم تا اقلا بتوانیم ادعا بکنیم که وقتی این اوزاد در ایران رخ داد ما در ایران نبودیم یک بار دیگر نیز به ما گفتند که این مملکت با داشتن شما جوان ها نبایستی به این روز بیفتد فعلا شما هم که بیکار هستید بهتر از بیایید دوره هم جمع بشویم و درباره اوضاع و احوال کشور با هم صحبت بکنیم به هر حال قوام و می رفت محاکمه بشود که احمد شا و مستوفی و مشیر دوله به کمک او شتافتند و بار دیگر مصطفی الممالک جوانمردی و بزرگواری خیش را به ثبوت رساند و آنقدر کوشید تا بالاخره هیئت دولت تصویب نامه ای به این مضمون انتشار داد تصویب نامه هیئت بزرگ متعلقه آقای قوام السلطنه عریضه به خاک پای اقدس شاهنشاهی ارواح و نفدا عرض و استدا کرده بودند. به علت کسالت مزاج آقای قوام السلطنه امر فرمایند ایشان را به فرنگستان روانه نمایند. علا حضرت به آقای وزیر جنگ امر فرمودند این استدعای متعلقی ایشان را به موقع اجرا بگذارند. در هیئت وزرا نیز در جلسه 25 میزان 1302 همین مطلب را از آقای وزیر جنگ تقاضا کردند و معذی علی امر متاع همایونی را امتصال نمودند و آقای وزیر جنگ از حق خودشان که تعقیب باشد صرف نظر کردند مشیر الدوله. و متعاقب این احوال وزیر جنگ نیز بیانیه زیر را انتشار داد شرح فوق تصویب نامه است که بر اثر امر مطاع همایونی در هیئت وزرا تصویب و چون تقاضا بودند که این جانب از حق خود راجع به مجازات قوام سلطنه صرف نظر نمایم نظر به اینکه مطلب مربوط به شخص این جانب بود و طبق امر همایونی و تقاضای هیئت دولت از تعقیب و مجازات او منصرف و اقماز نموده ولی در ضمن برای آنکه در اذهان عمومی کمترین توهمی هم از نقط نظر اقراض خصوصی متوجه این جانب نشده باشد دستور دادم که از اداره نظمی عین دوسیه مدونه را فورا به معرض انتشار بگذارند که برای هیچ کس مجال شبه و تردیدی باقی نماند وزیر جنگ و فرمانده کل قوا رضا و به گونه قوام السلطنه پس از چند روز از زندان آزاد گردید و از راه بغداد آزم اروپا شد و از این لحظه تا سالهای زیادی در عرصه سیاست ایران نامی از او به میان نیامد و من بی اختیار به یاد گفتار آن سفیر موزی انگلستان میافتم که وقتی در زمان کودتای 1299 ادهی پیش او رفته و شکایت برده بودند که آقای سید زیاددین تبا تبایی یکی از رجال معروف و یکی از سرسپردگان به نام شما را توقیف کرده است او لیمویش را روی چایش فشار داد و گفت ما تا آن حد رجال ایرانی را دوست داریم که رفع هوایجمان بشود و از این حد که بگذرت می اندازی دور درست مثل توفالی این لیمو و سپس لیمو را از پنجره به بیرون پرت کرد سردار سپه رئیس الوزرا روزدامه ها مدام زمزمه حکومت قدرت را سر می دادن و همه قرائن نشان می داد که با سقوط کابینه مشیر دوله سردار سپه زمام امور مملکت را به دست خواهد گرفت و چنین نیز شد و چیزی نگذشت که دست خط زیر از طرف احمد شاه صادر گردید چون برای خدمت مهم ریاست وزرا وجود یک نفر شخص کافی و لایق لازم بود لحاظا جناب اشرف سردار سپه را که کمال مرحمت و اطمینان و اعتماد را به ایشان داریم به ریاست وزرایی منصوب و برقرار فرمودیم که مشغول انجام این خدمت مهم باشند شانزدهم ربیع الاول 1342 شاه و به این دستخط سردار سپه رئیس الوزرای جدید ابلاغیه این نیز بدین شهر صادر نمود نظر به اینکه بندگان اعلی حضرت اقدس حمایونی برای معالجه و رفع کسالت مزاج تصمیم به مسافرت به اروپا فرمودند عین دستخط ملوکانه را که در این موضوع شرف صدور یافته به اطلاع عامه میرساند سردار سپه رئیس الوزرا و دستخط احمد شاه چنین بود آرزه کسالت مزاجی که چندی قبل موجب مسافرت اروپا شد و تصور می کردیم به کلی رفع نقاهت شده است مجددا ظاهر و با نهایت تأسف قیبت موقتی ما را از وطن عزیز برای استعلاج و ضرورت معالج ایجاب می نماید ان شاء الله و تعالی روز یک شنبه 24 ربیع الاول 1342 از تهران از خط بغداد به طرف اروپا حرکت خواهیم کرد و مقرر فرمودیم در قیاب ما برادر کامکار ولی اهد به امور مملکتی رسیدگی نموده مطالب مهمه را به عرض رسانیده و از مجاری امور ما را مطلع سازد در این موقع سعادت ملت را از خداوند مسئلت می نمایم و اطمینان داریم در قیاب ما موجبات نظم و آسایش عمومی کاملا محفوظ و برقرار خواهد بود و مقرر میفرماییم امور ادارات از لشکری و کشوری با حس شاه پرستی و وظیف شناسی که در هر مورد از خودشان بروز داده اند طوری مراقب وظایف خدمت باشند که در غیاب ما وجها من الوجوه خلاف نظم و انتظاری در امور مملکت حادث نشود ان شاء الله تعالی به زودی پس از تکمیل معالجه خودمان به پایتخت مراجعت خواهیم کرد 16 ربیع الاول 1342 شاه وجود سردار سپه در رأس دولت و مسئله مسافرت احمدشاه به اروپا و سپردن امور مملکتی و سلطنتی به دست محمد حسن میرزا قاجار ولی احن. همه و همه نشانه مسائلی بود که در پشت پرده داشت تکوین میافت. از هر گوشه و کنار زمزمهای بلند بود. سردار سپه که تا چندی پیش به عنوان یک قهرمان نیرومند مورد بحث و گفتگو بود اینک دربارهش حرفای جدی دیگری نیز زده میشد عامه مردم امیدوار بودند که شاید این پهلوان گمنام و از راه رسیده بتواند کشتی شکسته مملکت را از میان امواج خروشان حوادث عبور داده و به سرمنزل مقصود برساند و شاید بدین رواق بود که وقتی اعلامیه سردار سپه متعاقب دست خط شاه صادر شد ناگان تهران تکان خورد تکانی شدید و غیر منتظره و ما قسمتی از اعلامیه معروف او را نقل می کنیم. و اعلامیه سردار سپه چنین بود و مبنی بر همین نظریه است که این جانب با وجود گرفتاری در امر نظام و عشق مفرتی که در تنسیقات و انتظامات قشونی دارم معهازا خاص خداوندی و استظهار مراهم ملوکانه و احساسات هموطنان را در قبول زمامداری مملکت استقبال کرده و در طی این عقیده راسخ و عزم ثابت می روم که یک مرتبه دیگر امتحان فداکاری و خدمتگذاری را به ملت شرافتمند ایران بدهم البته عامه اهالی میدانند که همیشه عمل فرع اراده تابع عقیده و بالاخره از روی صدق نیت و عمل است که میتوان به اجرای مقاصد مکتونه موفق شد این جانب پیچ وقت معتقد به اظهار یک سلسله الفاظ با رونق ولی آری از حقیقت و جملات مشعشع ولی غیر متعقب به عمل نبوده و پیوسته عقیده داشتم که به واسطه عمل بهتر میتوان حقایق را گفت تا به واسطه الفاظ از این رو بدون آنکه به تدوین فصول و ترتیب مواد و بل جمله ذکر الفاظ و کلماتی که سرمایه بدبختی این مملکت و اسباب تشتت فرق و مایه جلب قلوب عوام محسوب می شود مبادرت نمایم. خاطر هموطنان را مستحصر می سازم که با اتکا به نیت پاک و صحت عمل خود و با استظهار و هوایج عمومی پروگرام خود را در دو جمله زیر محدود می سازم. حفظ حقوق مملکت اجرای قانون شکایتی به سردار سپه در کابینه سردار سپه آقای فروغی وزیر امور خارجه شد و من نیز همچنان در پست ریاست محاسبات وزارت امور خارجه باقی بودم. در این هنگام حادثه جالبی پیش آمد که ذکر آن بیمورد نیست. مفخم و دوله سفیر ایران در روسیه بود و سعد و دوله به نمایندگی ایشان مبلغ دیویست و هزار تومان از ما طلب می کرد. من از وی پرسیدم که این طلب برای چیست؟ سعد و دوله می گفت که آقای مفقم و دوله در پترزبورگ سال هاست که خانه ای اجاره کرده اند و این پول بابت کرایه خانه ایشان است. من تحقیق کردم و دیدم که ما هر ماه تمام کرایه سفارتخانه خانه را پرداخت ایم و دیگر کرایه معوق باقی نمانده است که ایشان از بابت آن از ما طلبکار باشند. اما چیزی نگذشت که کاشف به عمل آمد جناب سفیر علاوه بر سفارتخانه بزرگ و مسجد یک خانه بزرگ دیگر هم در پترزبورگ کرایه کرده و حالا میل دارد که کرایه آن خانه غیر ضروری را هم از جیب ملت گرسنی ایران بستاند و به همین جهت من به آقای سعد و دوله گفتم من هرگز پول مفت به جناب سفیر نخواهم داد و به هر جا که دلتان میخواهد بروید شکایت کنید در این میان باز هم ماجرای دیگری درست مشابه ماجرای اولی پیش آمد که این بار طلبکار خیلی گردن از اولی بود بدین معنی که آقای نبیل و دوله کاشانی پیشکار محمد حسن میرزا ولیعت مدعی بود که در کنگره ورسای مبلغ 120 هزار تومان برای پذیرایی از آمریکایی ها خرج کرده است و حالا اداره محاسبات وزارت امور خارجه باید هرچه زودتر مبلغ فوق را بپردازد خوب این شد دوتا هر دو هم استخاندار و بانفوز باز اولی خانه کرایه کرده بود و سر خود کرایه کرده بود اما دومی در مورد مسئله ای ادعا داشت که اصلا به او مربوط نبود زیرا ریاست هیئت مزبور را آقای مشاور الممالک بر عهده داشت و ما هم هزینه های مربوطه را پرداخته بودیم پس ناچار به آقای نبیل و دوله گفتم این ادعا غیر قابل قبول است و وزارت امور خارجه نمیتواند چنین پولی به شما بپردازد بنابراین این هر دو مدعی داد و قال را انداختند و پیش دکتر میلسپو شکایت بردند که رئیس محاسبات وزارت امور خارجه طلب قانونی ما را نمیپردازد و خواهش میکنیم شما کاری برای ما بکنید دکتر میلسپو که رئیس کل مالی ای ایران بود به آنها گفت این کار مربوط به رئیس محاسبات وزارت امور خارجه است هر وقت او پای اسناد را امضا کرد آن وقت من درباره شما تصمیم خواهم گرفت با این کیفیت این دو مدعی ناچار شدند دوباره به من مراجعه کنند اما این بار با توپ و تشر نیامدند بلکه نرم شدند و به نرمی دستی هم به جیب مبارک بردند صد و حاضر شد که پنجاه هزار تومان به من بدهد تا ورقه مزبور را امضا کنم و نبیل و دوله کاشانی هم مبلغ کمتری طلب داشت 20 هزار تومان به من وعده داد و این شد 70 هزار تومان یعنی خیلی بیشتر از هفتصد هزار تومان امروز من وقتی پیشنهاد آقایان را شنیدم اعتمادم نسبت به دروغگویی و مجعول بودن ادعای آنان بیشتر شد و با خیال راحت آب پاکی را روی دستشان ریخته گفتم محال است تا من در این وزارتخانه هستم یک چنین پولی به شما پرداخت شود حالا خواه پای ولیعهد ایران در میان باشد و خواه پای جناب سفیر این دو مدعی که دیدن آبی از من گرم نمی شود و رشوه هم نمی تواند مرا راضی به انجام کار خلافی بکند ناچار هر دو نزد سردار سپهر رئیس رفتند و شکایت کردند که این رئیس محاسبات وزارت امور خارجه کل شق است و حرف هیچ کس را نمیخواند حتی حرف آقای دکتر میلسپو و یا وزیرش را سردار سپه ماجرا را از آنان پرسید و آنها جواب دادند قربان مدتی است که ما از صندوق وزارت خارجه یک مختصر طلبی داریم اما او حاضر به پرداخت طلب ما نمی شود خواهش می کنیم شما دستور بفرمایید تکلیف ما را روشن نماید و حق قانونی ما را بدهد آن روز در وزارتخانه نشسته بودم که ناگهان خبر آوردند سردار سپه مرا احضار کرده است با عجله به امارت بادگیر رفتم سردار سپه تا چشمش به من افتاد گفت چرا در مورد کار این دو طلبکار مخالفت میکنی آن یکی پیشکار محمد حسن میرزا ولیعت است بی خودی که ادعا به این بزرگی نمیکند من گفتم قربان اتفاقا چون پیشکار ولی است ادعای به این بزرگی می کند وگرنه دلیلی ندارد که یکی دیگر ریاست هیئت اعزامی کنگره ورسای را به با عهده داشته باشد و ما به یک آدم دیگر پول مفت بدهیم و یا فلان سفیر دلش میخواهد در اروپا چند تا خانه زیر سر داشته باشد و کرایش را مردم لخت و گرسنه ایران بپردازند حقیقت ماجرا درست غیر از آن است که به عرض شما رسیده است سردار سپه گفت شر بده ببینم ماجرا چیست و من جریان را تمام و کمال برای ایشان تعریف کردم سردار سپه لبخندی زد و گفت ببینم معتصم اینا میخواستن این مبلغی کلان رو بخورن به تو چه مبلغ وعده داده بودند گفتم هفتاد هزار تومان قربان سردار سپه لبخند دیگری زد و سرش را تکان داد و گفت خیلی از تو راضیم معتصم خوشم اومد برو مشغول کارت باش و فردای آن روز به فروغی گفت هر طوری که می توانید از معتصم و تشویق به عمل بیاورید. فروغی به ایشان جواب داده بود که فروخت نشان درجه اول و همایل سبز دارد. ناچاریم برای ایشان یک درجه بالاتر پیشنهاد بکنیم. و به دین گونه تقاضای جناب اشرف سردار سپه رئیس الوزاره ای ایران نشان تمثال همایونی که علل معمول به معاونین و وزرای وزارتخانه ها اهدا می شد به من اطاعت گردید. و به قول زریفی این نشان خیلی قیمتی بود زیرا هفتاد هزار تومان قیمتش بود ای کشته کرا کشتی کار تقدیر حساب و کتاب ندارد به خدا سوگن محال است بد بکنی و بد نبینی من در عمرم قهرمانان بیشماری را دیدم که آمدند و شلتاق کردند و زدند و گرفتند و بردند و آخر عمری به قول معروف هم از دماغشان درآمد و عجب این که همه این قهرمانان تا معزولند و مغزوبند و تنپرست و مظلوم و وفادار می نمایند. اما همین که به میزی رسیدند و پشت آن نشستند دیگر خدا را بنده نیستند و آنچه اکنون میگویم یک چشمه از شعبد بازی تقدیر است هنوز پای قوام السلطنه به اروپا نرسیده بود که مشارل ملک همون مشارل ملکی که از طرف قوام السلطنه متهم و محکوم شناخته شده بود همان مشار الملکی که به بیرحمانه ترین وضعی توسط قوام از ایران بیرون رانده شده بود از طرف سردار سپه به ایران احزار گردید. قوام و سلطنه آدم خوشنام و نیک نفسی مثل مشار را که در مجلس شورای ملی نام و اعتباری داشت متهم کرد که میخواهد او و سردار سپه را ترور نماید و بعد او را از مجلس بیرون کشاند و در راه همدان به زور از او استعفا نامه وکالت مجلس را گرفت و سپس تبعیدش کرد مشار ملک مدتی دور از وطن ماند و قوام السلطنه نیز مدت زمانی در گود سیاست ولی بالاخره روزگاری رسید که قوام السلطنه توسط سردار سپه تبعید شد و مشار ملک توسط او به ایران بازگشت بله تقدیر است تقدیر است و هزار تصویر مشارالملک ملک وقتی به تهران آمد سردار سپه مشغول ترمیم کابینش بود و چیزی نگذشت که مشار همان مشاری که قوام مدعی بود میخواهد او و سردار سپه را بکشد وزیر کابینه سردار سپه شد آمدن مشارول ملک به تهران بی نهایت باعث خوشحالی من شد و وقتی دانستم که وزیر امور خارجه شده است خوشحالی من بیش از پیش کردید زیرا نظر به سابقه که بین ما بود من وزارت او را به فال نیک گرفتم و امیدوار شدم که با کمک او شاید بتوانم وضع نامرتب وزارت خانه را سامان بدهیم و من حق داشتم این گمان را درباره او بکنم زیرا اگر یادتان باشد ماجرای من و کلونل پسیان و او را خانده اید آن هنگام که ما در خراسان بودیم پس از قطع رابطه ما با تهران تنها آدم درستکار و وطن پرستی را که کاندیدای نخست وزیری کرده بودیم همین شخص بود زیرا او در مجلس و در دربار نفوذ و اعتباری داشت و می توانست با کمک ما قوام السلطنه را سرنگون کرده خودش جای او را بگیرد از طرفی قرار هم گذاشته بودیم که مرحوم کلونل پسیان فرمانده ژاندارمری ایران باشد و در چنان اوضاع و احوالی بود که مرحوم زهیر الاسلام اشتباه کرد و ماجرا را افشا نمود و قضایا به هم خورد پس با چنین سوابقی من حق داشتم که از انتصاب مشارالملک به وزارت امور خارجه بی نهایت خوشحال باشم اما به قول معروف ریاست پدر و مادر نمی مخصوصاً مخصوصا که سیاست مدار برخلاف حرفش موجودی نیک نفس درست کار و زود باور هم باشد و زودتر فریب مقرزین را هم میخورد. هنوز مدتی از وزارت مشار نگذشته بود که احساس کردم نسبت به من خیلی سرد و بیلطف شده است. من در آن موقع هرچه سعی کردم بفهمم که سرسنگینی او از کجاست موفق نشدم و متاسفانه روزی موفق شدم که دیگر کار از کار گذشته بود تازه پس از مدتی کشمکش و دشمنی خود او روزی گفته بود که فلانی من تقصیر نداشتم همین که از اروپا آمدم و پشت میز وزارت نشستم ادهی زیادی از رؤسای وزارتخانه ها پیش من آمدن و گفتن فرق وزارتخانه ای در داخل وزارت امور خارجه درست کرده است و حرف کسی را گوش نمی کند و تو هم در این میان یک دندگی به خرج دادی و کار را به اینجا رسندی اما ببینیم یک دندگی من چه بود؟ اگرچه من و مشار بعد از این حادثه تأثیر دوباره به یکدیگر نزدیک شده و من تا آخر عمر نسبت به او وفادار مانده و همیشه او را گرامی می داشتم ولی چون شرح ماجرای من و او متضمن مقداری از وقایع زندگی من است ناچارم آنچه را که گذشته است بازگو کنم خاطرات سیاسی فروخ نوشته معتصم السلطنه بخش هفته از تو ای دوست شما نمیدانید که از دست دادن یک دوست آن هم دوستی مهربان و بیآزار و بزرگوار آن هم مفت و ارزان تا چه حد سخت و ناراحت کننده است من در آن زمان به حکم سوابق گذشته به محبت و دوستی او بیش از دشمنیش احتیاج داشتم اما شد آنچه که نمی بایست می شد و او که نسبت به من نظر خوشی داشت نگاه نظرش برگشت چرا؟ یک روز نشسته بودم که دیدم ابلاغی از وزیر آوردند که مبلغ 500 تومان در بچه مفتاح و دول کارسازی نمایید من خواستم این ابلاغ را هم مثل چند ابلاغ خلاف مقررات دیگر نگه دارم و بعد به سراغ او بروم و با هم وارد گفتگو بشویم زیرا میدانستم که رونود دور برش را گرفته و تعمدن میگذارند که او دست به چنین کارهایی بزند و میخواهند که از محبت و قلب مهربان او سوء استفاده کرده او را علیه من بشورانند اما ایشان فورا از من توضیح خواستند و من هم خیلی معدبانه از ایشان کسب تکلیف کردم که میفرمایید این مبلغ را از چه اعتباری به مفتاح و دوله بپردازم چیزی نگذشت که ناگاه نامه‌ای از وزیر برایم رسید که مرا غرق در تأثر و تأسف ساخت و من تا مدتی گیج و منگ شده بودم او برایم نوشته بود که آقای معتصم و سلطانه. من هم روزی رئیس محاسبات وزارت خارجه بودم در محاسبات زوایایی هست از آن زوایا بپردازید مثل اینکه وزارتخانه را روی سرم خراب کرده بودند کدام زوایا مقصود ملک چه بود او چه مقصودی از این توهین داشت او چرا نرسیده مرا صاحب زوایا یا واضحتر بگویم دزد شناخته بود آیا مهمتر از این هم جواب می من ناچار زیر نامش برداشتم و نوشتم قربانت کردم زوایای محاسبات را پس از تشریف فرمایی شما گل گرفتند اگر باور ندارید بفرمایید تفتیش کنند ایشان پس از مطالعه این جواب فوراً به دکتر میلسپو پیغام فرستادند که بایستی هرچه زودتر اداره محاسبات وزارت امور خارجه تفتیش بشود دکتر میلسپو جواب داده بود که ما به فروخ اعتماد داریم ولی مشار تأکید کرده بود که حتما بایستی عملا تفتیش صورت بگیرد یک روز پنج شنبه به من تلفن کردند که وزیر شمیران می باشد و شما را فورا احزار کرده است. من با عجله به شمیران رفتم ولی در تعجب بودم که چه امر مهمی باعث شده است تا من به شمیران احزار بشوم. و چیزی نگذشت که از تهران خبر دادند معموران وزارت مالیه به وزارت امور خارجه آمده و اداره محاسبات را مهروموم کرده و رفته من ماجرا را برای وزیر شهر دادم و متاسفانه دانستم که ایشان از ماجرا قبلا خبر داشتهاند و این عمل به دستور سریع ایشان صورت گرفته است این عمل مهم آنم از دوست از دوستی که همه چیز از وی انتظار می رفت جز این چیزها در نظر من بسیار ناگوار آمد. صبح شنبه معمولین مالیه آمدند و تمام دفاتر را تفتیش کردند چه زوایا و چه غیر زوایا و مدام از دفتر وزارتی به آنها پیغام می دادند که فلان دفتر یا فلان اسناد را هم بازرسی کنید. و آنها نیز بازرسی می کردن و مدت پانزده روز مأمورین مالیه مشغول تفتیش شدند و بالاخره پس از پانزده روز آقای فروغی وزیر مالیه و دکتر میلسپو رئیس کل مالیه ایران نامه به وزارت امور خارجه نوشته و در آن متذکر شدند که به واسطه درستی و لیاقت رئیس محاسبات وزارت امور خارجه بایستی از ایشان تشویق و تقدیر به عمل بیاید. من عین آن نامه را که امضای فروغی و دکتر میلز پوزیر آن است هنوز ضبط نمودم. این نامه مثل توپ در وزارت خارجه صدا کرد و چند روزی نگذشت که باز ماجرای دیگری پیش آمد. من در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی نشسته بودم و داشتم از بودجه وزارت خارجه دفاع می کردم که ناگهان به من خبر دادم آقای سلطان احمد خان راد از طرف وزیر امور خارجه به جای شما به سمت رئیس محاسبات وزارت امور خارجه منصوب شده اند. آقای فروغی در کنار من نشسته بود و من هم فورا از ایشان سوال کردم که آیا این انتصاب توسط شما صورت گرفته است؟ ایشان گفتن نه، ابدا ما اطلاعی از این انتصاب نداریم. من فورا به وزارت خانه رفتم و دفاتر و دست چک را برداشته و از آنجا بیرون آمدم زیرا نقل و انتقال رئیس یک اداره مالی هرگز نمی بدین سهولت و سادگی انجام بپذیرد و این کار احتیاج به صورت مجلس و تحویل و تحول داشت بنابراین فورا به دکتر میلسپو مراجعه کرده و جریان را به ایشان اطلاع دادم و گفتم گویا وزارت خارجه بنا به نامه شما و آقای وزیر مالیه از من تشویقی به عمل آورده است او گفت چطور من گفتم آقای فروغی اطلاع دادند که در قیاب من کسی دیگر را به جای من منصوب کردهاند این هم شد تشویق دکتر میلسپو گفت من خبر دارم که شما را میخواهند ژنرال کنسول ایران در قفقاز بکنند من از شما خواهش می کنم این پست را قبول نکنید تا ببینیم چه می شود. اصر آن روز آقای پاکروان رئیس اداره تحریرات روس حکم ژنرال کنسولگری کل قفقاز را برای من آوردند و من هم آن را نپذیرفته و رد کردم. فردای آن روز نامه ای از طرف سردار سپه رئیس الوزراء به من رسید در این نامه سردار سپه به من اختار کرده بود که به فاصله 48 ساعت به طرف قفقاز حرکت بکنم. کار بدتر شده بود. رونود این خبر را به گوش او رسانده و از او دستور سریح گرفته بودند که مرا هر زودتر به تفلیس بفرستند. من تصمیم گرفتم فورا خودم را به سردار سپه برسانم زیرا می که اصل ماجرا را با او در میان نگذاشتند. چون اگر او ماجرا را میدانست، هرگز زیر آن نامه را امضا نمیگذاشت. نامه که آنقدر عجیب مینمود. چون به حکم آن نامه من از طرف وزارت خارجه ایران ژنرال کنسول کل شده بودم، اما روزها از این سمت خبری نداشتند. یعنی در واقع برای من هنوز پذیرش نیامده بود و از طرفی، طبق دستور سردار سپه رئیس الوزرا می بایست در ظرف چهل و هشت ساعت خودم را به محل مأموریتم می رسانیدم کدام مأموریت چطور و چگونه؟ و این بود که تصمیم گرفتم نزد سردار سپه بروم و ماجره را برایش تعریف بکنم و روز بعد به وزارت جنگ رفتم ملاقات با سردار سپه روزی که من رفته بودم دفاتر مالی محاسبات را از وزارت خارجه بیرون آورده و منتظر صورت مجلس و تحویل و تحول باشم ناگهان مشارل ملک تلفنی به من اطلاع داد که سعد و دوله قصد دارد ایران را ترک بکند من احساس کردم که در آن لحظات بحرانی باز دوست گرامی و دشمن مجازی من مشارل ملک به مشکلی برخورده و حجب و حیاب به او امان نمی دهد که خودش شخصا آن مشکل را حل کند. اما این جناب سعد و دوله بود؟ چرا میخواست از ایران مهاجرت بکند؟ کجا میخواست برود؟ دردش چه بود؟ این مرحوم یکی از جالبترین مخلوق خدا و یکی از شگفتنگیزترین رجل آن عصر بود. وقتی او در اولین دوره مجلس شورای ملی به با عنوان نماینده انتخاب شده بود ادهی از مردم به خاطر جلالت معابی و گندگویش او را روی تخت روان نشانده تا مجلس سواریش دادند اما همین که خودکامی مثل محمد علی شاه شلاق بلند کرد ایشان نه فقط پشت به مجلس کردند بلکه پای مستبد جوان را نیز بوسیدند و از مستبد نیز مستبدتر شدند و اما ایشان چرا میخواستند مام وطن را ترک بکنند؟ مدت ها بود که سعد و دوله از دولت تقاضای 400 هزار تومان طلبش را میکرد. اما دولت ها کار او را به امروز و فردا حواله میکردند تا آنکه نوبت به رئیس الوزرائی سردار سپه رسید. سعد و دوله بار دیگر تقاضای معروفش را نزد سردار سپه تکرار کرد. سردار سپه از او پرسیده بود که این پول چیست؟ شما چه طلبی از دولت دارید؟ سعد و دولت جواب داده بود که من سالها به محمد علی شای هزار تومان قرض زادم و حالا او رفته به دولت ناچار از قرض شاه سابق ایران را بپردازد. سردار سپه هم به او جواب داده بود که پدر تو 400 هزار تومان به او داده بودی که رئیس الوزرا بشوی او پولت را خورد و رفت و تو هم رئیس الوزرا نشدی. حالا تاوان این معامله را بایستی مردم گرسنه ایران بدهند؟ صد و دوله عصبانی شده بود و گفته بود به خدا ساگرن اگر پولم را ندهید از این خراب شده مهاجرت خواهم کرد. سردار سپه هم به او جواب داده بود بفرمایید ترس زودتر سایتان را از سر مردم این مملکت کم بکنید. و حالا می بایست برای یک چنین آدمی گذرنامه صادر می کردم. یک آدم متفرعن و خودخواه. آن روز به صد و تلفن کردم و این گفتگو بین ما صورت گرفت. الو؟ بله آقا، بله. حضرت علی گذرنامه میخواستید؟ بله آقا، بله. اسم خودتان رو بفرمایید تا یادداشت کنم. اسم من؟ بله قربان، اسم شما. ا... اسم من سعد و دوله. ولی بله قربان، چون ناچارم اسم شما را در گذرنامه بنویسم بهتر است اسم اصلی خودتان را بفرمایید. آقا من که گفتم من سعد و دوله هستم سعد و دوله ولی آقا مدتی است که القاب از بین رفته و به جای آن اسمهای جدید در بین آقایان رایت شده نه آقا نه من سعد و دوله هستم و سعد و دوله خواهم بود بسیار خوب کجا میخواهید تشریف ببرید به جهنم آقا جهنم پس بهتر از حضرت آقا پاسپورت این راه طولانی را از مالک دوزخ بگیرید گوشی را گذاشتم زمین و به مشارول ملک گفتم متاسفانه گذرنامه آقا را نتوانستم صادر کنم چون آقا میل دارند به جهنم بروند و من هم ایشان را به مالک دوزخ معرفی کردم ملک لحظه نگاهم کرد و بعد زد زیر خنده و من هم از اتاق او بیرون آمدم و یک راست به وزارت جنگ رفتم در آن هنگام سردار سپه اغلب اوقات خودش را در وزارت جنگ می گذرند. اجازه ملاقات خواستم و داخل اتاق شدم سردار سپه از من پرسید چیز چه شده؟ گفتم قربان اگر منظورتان این است که من هر زودتر از ایران تبعید بشوم که خوب حرفی ندارم می رفم گوشه زندگی می کنم. اما جنرال قنصول ایران در قفقاز شدن و به دنبال آن در فاصله سه روز به محل مأموریت رفتن و از همه بدتر پذیرش از کشور مربوطه نداشتن همه اینها اشکالن در اشکال است سردار سپه نگاه دقیقی به من کرد و گفت چه کسی به شما گفته سه روزه به قفقاز بروید گفتم قربان این دستور وزارت امور خارجه بود اما من این انتصاب را قبول نکردم ولی دستور کتبی شما که رسید ناچار شدم بروم اما انجام این مأموریت فرصت میخواهد سردار سپه گفت من دستور کتبی دادم گفتم بله قربان این نامه است که امضای حضرت اشرف زیر آن است ببینم نامه رو بده ببینم من نامه را به سردار سپه دادم و او لحظه ای آن را به دقت نگاه کرد و سپس زنگ زد و پرسید چه کسی این نامه را به امضای من رسونده آقایان از ترس سکوت کردند سپس سردار سپه در حالی که برافروخته به نظر می رسید گفت شروع شده چی نشده شروع شده از همین حالا در شلوغی نامه به امضای من میرسونید سپس با عصبانیت گفت زودتر بروید و تحقیق کنید ببینید چه کسی این نامه را نزد من آورده بود و بعد خطاب به من گفت بروید بروید آقا بروید هر وقت کارها درست شد حرکت بکنید و درست از فردای آن روز وزارت مالیه بودجه وزارت خارجه را توقیف کرد اما چون توقیف بودجه وزارت خارجه همه کارهای وزارتخانه را فلج می کرد ناچار با پادرمیانی حسین علا و مذاکراتی که با دکتر میلسپو کرده بود قرار بر این شد که تا تعیین تکلیف من یک نفر از وزارت مالیه مأمور محاسبات وزارت امور خارجه بشود و به دنبال این تصمیم آقای خوشنویسان به سمت نمایندگی وزارت مالیه در وزارت خارجه انتخاب شدند و بدین گونه اختلاف بین دکتر میلسپو و مشارالملک شدیدتر گردید تهران در تب جمهوریت در این هنگام تهران در تب حاد جمهوریت به سر می برد و چیزی نگذشت که ملک از وزارت امور خارجه استعفا و مفتاح السلطنه به کفالت آن وزارتخانه منصوب گردید و ایشان بار دیگر از من تقاضا کردند که ریاست محاسبات وزارت امور خارجه را به عهده بگیرم و من نیز با توافق وزارت مالی بار دیگر در وزارت امور خارجه مشغول کار شدم زیرنویس این شرح از آقای دکتر مصدق زمانی که حیات داشتن رسیده و پاسخ آن گفته شده است خدمت جناب آقای سید فرخ معتصم السلطنه این جانب در سال 1302 به افتخار خدمت در وزارت خارجه مفتخر شدم ادعی شاید در حدود پنج نفر از اعضای درست کار وزارت خارجه شکایت نمودند که به واسطه اختلاف سلیق با بعضی از وزرا رتبه ای که استحقاق داشتند به آنان داده نشده چنانچه این جانب هم از احقاق حق آنها خودداری کنم از سبب خواهد شد که در انجام خدمت موفق نشوند نظر به اینکه حق قانونی آنان سلب شده بود صلاح دانسته شد که حقشان از بین نرود و آن مبلغی که از ترفیع رتبه آید آنها شد در صلاح امور مملکت بوده است از اینکه آقای دکتر میلسپو به نخست وزیر و دادگستری شکایت کرده اطلاع ندارم چنانچه اظهارات او طبق قانون بود با قدرتی که داشت مورد توجه قرار می گرفت و عده زیادی از دشمنان من کامشان شاد می شد توفیق جناب عالی را خواهانم دکتر محمد مصدق پاسخ به جناب آقای دکتر محمد مصدق من صحبت از دو سال پیش می کنم دو سال کم نیست شاید جوانان این مملکت که ماشاالله، هزار ماشاالله دست و بالشان در سیاست و در امور دولتی بند است هرگز نتوانند آن لحظات آن زمان و آن دوره زمانی را آن گونه که بوده از جلو چشم خودشان مجسم نمایند چون به هر حال وقتی که چشم باز کرده اند جاده ای دیدند و اتومبیلی و ساختمان های مدرن پس حق دارند که در و ماهور و دلیجان و کجاوه برایشان قریب بوده و از تجسم پدیده های آن دوره چنان که باید توانایی نداشته باشند اما من و شما من و شما که آفتاب عمرمان بر لب بام است و اکنون داریم درباره اشتباهات چهل و دو سال پیشمان صحبت می کنیم و من هم ایمان دارم که دور از هر گونه حب و بغزی دارم را گذشته است بررسی می کنم من راست می گویم و راستر از هر آدم راستگویی برای آنکه بتوانم نتیجه ای درست درباره این گفتگو بگیرم من اجازه میخواهم کمی دورتر برویم دورتر از چهل و دو سال فکر میکنم در حدود چهل و هفت یا چهل و هشت سال پیش وسوق دول رئیس البزرها بود کمیته مجازات هم چپ و راست داشت آدم میکشت وسوق دول شبها از ترس بالای بام میخوابید و نردبان را هم بالا میکشید مبادا کسی از نردبان بالا آمده او را ترور کند در چنان لحظات رعباوری یک روز سرور گرامی من مشارالملک به من تلفن کرد و گفت که من و آقای ملک و بهار میخواهیم هر طور هست وسوق و را ببینیم و باید هر چه زودتر وسیله این دیدار فراهم بشود و چاره هم نیست. بقیده شما چه کار باید بکنیم؟ من به او گفتم که هر چه زودتر به اتفاق آقای ملک و بهار تشریف بیاورید خانه من تا ترتیب این کار را بدهم مشار تعجب کرد اما من به او اصرار کردم و چیزی نگذشت که آنها آمدند و من هم هر دوی آقایان را سوار درشکه شخصی خودم کردم و دو پارابلوم به کمر بستم و پشت درشکه نشست راه افتادم از حال و روزگار آن دو عزیز بگذریم که چگونه بود و چه حالی داشتند بالاخره پس از مدتی به وسوق و دوله رسیدیم و او تا چشمش به ما افتاد از تعجب خوشکش زد خطاب به من گفت معتصم تو که واقعا جرأت شیر داری و به دنبال وسوق و دوله مشارل ملک اضافه کرد که من آدمی به شهامت و جرأت معتصم و سلطنه ندیدم واقعا قابل تحسین است این گذشت تا روزی که مشارل ملک وزیر امور خارجه شد و چنان که نوشتم ایشان دستوری خارج از قوانین اداری به بنده داده بودند و من هم آن را اجرا نکردم یعنی با همان جسارت و بیباکی که مشار در من سراغ داشت عمل نمودم و او در آن روز تاریخی از آن یاد کرده بود و به تحسین نیز یاد کرده بود اما این بار دولت مشار الملک مرا آدم با شهامت و قابل تحسینی نشناخته بود او مرا متهم به کل شقی و یک دندگی کرده بود در حالی که من همان بودم که بودم عوض نشده بودم اما معنی این کلمه و تفسیر شهامت و جسارت در بین آدم ها فرق می کرد وگرنه آقایان را در آن روزگار بحرانی کمک کردن و یا تقاضاهای های بیجای وزیری را انجام ندادن به عقیده من هر دو شهامت است شهامت متکی به حق اما دولت ما یکی را به عنوان شهامت قبول داشت و دیگری را کل شقی و یک دندگی می دانست. و درست همانهایی که به آقای مشارالملک وزیر امور خارجه گفته بودند که من وزارت خانه ای در میان وزارت خارجه راه انداخته و همانهایی که پول مفت از من میخواستند و من زیر بار نمیرفتم و آنها ناشار به سردار سپه شکایت میکردند این بار به شما که وزیر امور خارجه بودید ملتجی شده و تقاضای خودشان را قانونی میشناختند و مرا قانون شکن میدانستند و شما هم لابد تعیید کرده بودید که خودتان ورقه های رتبه آقایان را امضا فرموده بودید و متاسفانه هنوز هم که دو سال از آن مدت میگذرد باز هم حضرت عالی دچار اشتباه شده اید زیرا با کمال معذرت با یه به عرض برسانم که تشخیص رتبه را با ترفیع رتبه اشتباه کرده اید رتبه آقایان عقب نیفتاده بود که بشود برای آنان هرچه زودتر ترفیع رتبه گرفت آنها معتقد بودند که رتبهشان کم است و بایستی هر نفر دو رتبه بالاتر بروند و این خلاف نظام نامه بود زیرا در ابتدای اجرای قانون استخدام برای کلیه مستخدمین دولت یک ورقه تشخیص رتبه از طرف وزارت مطبوع تنظیم شده بود و در صد و چند برق تشخیص رتبه آقایان تهیه گردیده بود و حالا ادهی از آقایان میل داشتند که برخلاف آن نظام نامه رتبه های زیادتر بگیرند و من زیر بار نرفتم زیرا خلاف نظام نامه بود و شما را امضا نمودید به هر حال قضیه گذشت و اما درباره دکتر میلسپو بایستی عرض کنم که ایشان پس از اطلاع از ماجرای امضای شما به نخست وزیر و وزیر دادگستری شکایت کرده و عنوان کرده بودند که حضرت عالی به ضرر بودجه مملکت اقدام فرموده اید و مسلما اوراق این پرونده حتما در وزارت دارایی فعلی هست و می شود آن را مطالعه نمود خدا حافظ شما باشد سید مهدی فرخ دنبالی و اما ببینیم در آن لحظات در ایران چه می گذشت تب تحول و اشتباه تدین تهران زیر پای قرمز پوش ها می لرزید قرمز پوش هایی که فریاد جمهوری خواهی آنان به آسمان بلند بود در این میان احمدشاه که دستی از دور براتش داشت دل از فرنگ بر نمی کند و شاید جرأت نمی کرد که خیشتن را در مسیر حادثه قرار بدهد زیرنویس یک سند تاریخی این سند که در خاندان مشارون ملک نزد آقای علی مشار می باشد اینن در اینجا نقل می شود پس از بازگشت مرحوم مشارون ملک از اروپا هجده دل 1302 نامبرده فورا با سردار سپه ملاقات نموده و پس از این ملاقات بلافاصله رهبری نهزت جمهوری را به عهده میگیرد و پس از کوشش های فراوان عده زیادی از سران قوم در منزل مشارالملک اجتماع نموده و ملک به وسیله تلفن از حضور سردار سپه رئیس الوزرا کسب اجازه نموده و پس از موافقت ایشان همگی به منزل سردار سپه می رونده و در آنجا پس از ابراز موافقت با ریاست جمهوری سردار سپه صورت مجلسی تهیه و به امضاع هزار می رسد و عین این صورت مجلس تنظیمی خود یک سند تاریخی محسوب می شود. ما امضا کنندگان که معایب و مفاسد اوضاع را عملا درک نموده و یقین داریم ادامه وضعیت حاضر از محلال سعادت و سیادت ایران را استقبال کردن است با احساسات عالیه هموطنان خود مشارکت تام داشته و عموم علاقمندان و خیرخواهان را دعوت می کنیم که در حل قضایای حاضره یعنی تطبیق قانون اساسی با احتیاجات امروزه و استقرار حکومت جمهوری بر طبق آمال عمومی موافقت نمایند تا هرچه زودتر مجلس شورای ملی در تعیین رئیس انتخابی مملکت اقدام و ارکان حکومت جدید را بر روی اساس محکم قانونی مستقر سازند سعد و دوله فرمان فرما سپه سالا سمسا مسلطنه حاجی مخبر السلطنه حاجی محتشم السلطنه مستشار و ممتاز و حشمت الدوله محاسب ممالک، حاجی احتشام السلطنه سردار کبیر، حاجی معین الدوله دوله، وحید نیرالملک ملک، نصر ملک، نیر الملک، عدیب و نصر ممتاز الملک، الممالک، و ممتاز و حاجی یمین الملک،, الملک مستشار السلطنه نیر سلطان فهیم الملک امیر مفخم حاجی امین الدوله مشار الملک صدیق حضرت منصور الملک منصور سلطنه عدل دکتر مهدی خان ملک زاده رضا خان نائینی میرزا احمد خان نامور اقتدار و دوله میرزا مجید خان آهی دنبالی مد پس کار میرفت که به نفع جمهوری خواهان تمام بشود ولی ناگهان یکی از هواخواهان جمهوریت اشتباه کرد و آن تدین بود که در مجلس رهبری گروه جمهوری و اکثریت را به عهده داشت. او دکتر احیاء و سلطنه را تحریک کرد که مدرس را پس از ختم یکی از جلسات مجلس بیازارد و اونی چنین کرد. یعنی بی محابا به سوی مدرس پرید و سیلی محکمی بر گوش او نواخت و تنین این سیلی چنان بود که در یک لحظه مثل رعد در کشور ایران پیچید و مردم را دگرگون ساخت و شاعران سرودند که با آل علی هر که در افتاد و رفتاد و در این معرکه درباریان و قاضیار نیز بر آتش دامن زدند و کاری که میرفت سر بگیرد با یک مانور کودکانه سیاسی و یک خطای فاهش که با تدیان شروع گشته بود ناتمام ماند و کم کم در بوته فراموشی جان سپرد چنانکه در آن روزگار شاعری گفته بود ز جمهوری به ما یک گام ره بود خدا داند که این سیلی گناه بود که این سیلی زدن خدمت به شه بود تدیون خسم سردار سپه بود رفاقت بد بود با اغرب و مار خطر دارد چنادان او اوفتد یار دریق از راه دور و رنج بسیار سردار سپهد به حالت قهر تهران را ترک گفت و اقتشاش و هرج و مرج شروع کردید و بدین گونه اقلیت بار دیگر جان گرفت و درباریان نیز دسته به راه انداختند و علیه سردار سپه تظاهر نمودند و او به حالت قهر تهران را ترک گفت و روز هجدهم فروردین ماه 1303 به طرف رودهن حرکت کرد قهر سردار سپه و رفتن او به رودهن و بلا تکلیف ماندن اعضای دولت کار را بدتر از پیش کرد زیرا ادهی که همیشه ابن الوقت بوده و میل داشتن از آب گلالود ماهی بگیرند به تکاپو افتادن هر جو مرج و قارت شروع گردید نظامیان دلف سرده و خشمگین به نظر می رسیدن. و چون سردار خیش را دور از سهران می سکوت کرده و تصمیم گرفته بودند بدون دستور او کاری از پیش نبرند. روزنامه های موافق به مسببین این واقعه پرخاش کردند و کار بینظمی و هرج و مرج چنان بالا گرفته بود که حتی اقلیت مجلس نیز در دل آرزو می کردن زودتر سردار سپه به تهران برگردد. و در این میان تومار و نامه ها و تلگراف های از سراسر سر کشور می رسید که من مختصر یکی از جالبترین آنها را در اختیار شما می گذارم. و این قسمتی از تلگراف امیر لشکر غرب یعنی مرحوم سپه بود امیر احمدی است که در آن روزگار بحرانی به تهران مخابره کرده بود مقام محترم دار و شورای ایران متحد المعالی که اخیرا از طرف مقام منیع بندگان حضرت اشرف اعظم فرمانده کل قوا دامت عظمتو دایر بر فرسودگی ذات مبارکش در مقابل ناسپاسی مفسدین و کنارگیری از خدمت رسیده این جانب را به مخابره تلگراف مستقیم بدون رعایت قوانین موضوعه اداری وادار نموده است. اگر با دیده انصاف توجهی به وضعیات قبل از حوت 1300 شده و با اوضاع کنونی مملکت به موازنه و مقایسه گذارده شود، کمتر فکر و عقیدهی وجود خواهد داشت که خدمات و فداکاری های این مدت بندگان حضرت اشرف سردار سپه و فرمانده کل قوا دامت عظمت را تشخیص نداده و تصدیق ننمایم که با فقدان تمام وسایل و ملزومات جنگی قدم های سریعی برای تکامل و بست تشکیلات قشون برداشته و با وجود موانع لاینحلی که سراسر مملکت را فرا گرفته بود خیشتن را برای نجات وطن از گرداب فلاکت و انحطاط آماده و با شهادت تاریخ تنها سرباز فداکاری بوده است که با مشکلات سیاسی فوق و تصور و عدم ادوات ضروری در مقابل حوادث شومی که استقلال مملکت را تهدید مینموده اثبات وجود نمود ما خوب تشخیص می دهیم که اگر موانعی باعث شود که زل توجه زمامداران و سرپرست توانای قشن به سر ما گسترده نباشد مقدرات ما تسلیم نظام و سلطنه ها یا پسترین فعله اروپایی گردیده و دوره های کیر روزی را باید از سر گرفته آبرو و شرافت اجدادی ما در بین ملل زنده ریخته شده فوج فوج سپاهیان معصوم قربانی منافع اشخاصی گردند که امتحانات خود را به کررات در این مملکت دادهاند. چون احساس جان و موقعیت یک نفر سرباز را تنها فرمانده متعصبی میتواند بفهمد و درک کند این است که خاطر محترم نمایندگان ملت را مستحضر می دارد انتشار خبر کنار بندگان حضرت اشرف اعظم با عشق و علاقه مفرتی که قشون به وجود مبارکش دارد و انجام وظیفه در فرونت لورستان تباین کلی داشته و معلوم نیست خون سربازی برای که و به چه مقصود ریخته می شود. به حکم همان احساساتی که در فوق اشاره شد این جانب تا تشخیص تکلیف و فهم اینکه که نسبت به قشون و سرپرست توانای ما و جبران این فرسودگی چه فکری در دماغ و کلای محترم ملت اندیشیده شده است پس از 68 ساعت قوای خود را از فرونت های لورستان جمع آوری نموده و منتظر خواهد بود تا پس از استزار به تصمیمات متخذه آنچه وظیفه هر متعلمی نسبت به مربیش حکم می کند بدان عمل نموده و به پاس افتخاراتی که به ما اتا کرده است خونهای خود را در راه تسریت خاطر مبارکش بریزیم اینک با نهایت تأسف مقدرات لورستان و نواحی سرحدی مملکت را بعد از انقضای مدت معروز تسلیم نمایندگان محترم ملت می نماید سی حمل نمره 1370 امیر لشکر قرب احمد به هر حال چیزی نگذشت که دی از ریش قوم واسطه شده و سردار سپه را بار دیگر به تهران بازگردانیدند و مجلس نیز که از هر و مرج و اقتشاش مملکت به شدت وحشت زده شده بود این بار با 92 رأی موافق ایشان را مجددا وادار به قبول خدمت نمودند و از این لحظه تا مدتی بجز مبارزات شدید اقلیت مجلس که به خاطر مخالفت با سردار سپه به دربار نزدیک شده بودند و اکثریت که قویین پشتیبان سردار سپه و برنامه های او بودند چیز قابل ذکری به میان نیامد و یا یعنی آنکه من از آن مسائل به دور بودم اما پس از مدتی حادثه سهمگینی در تهران روی داد که بار دیگر قوقایی بزرگ برپا شد و شاید اگر آن حادثه بدان وضع دلخراش پیش نمی آمد اکنون مملکت ما از لحاظ اقتصاد وضع دیگری داشت و اما آن حادثه چه بود؟ آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی علاق من به کتاب با دقدقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.